گنج حضور سی دی و دیویدی های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه شماره 997 گنج و حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 13 فوریه 2024 مصادف با 25 بهمن ماه 1402 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. لعل لبش داد کنون مرمرا آنچه تو را لعل کند مرمرا گلبون خندان به دل و جان بگفت برج منت هست به گلشان برا گرد نخریده از جهان راز غم مجده چرا داد خدا کشتره در بن خانه است جهان تنگ و منگ زود برایید به بام سرا صورت اقبال شکر ریز گفت شرک تو نیست شکایت چرا ساغر بر دست خرامان رسید فقر من و فقر همه ماورا جام مباه آمد هین نوش کن باز ره از قابرو از ماجرا ساغر اول چو دوت بر سرد سجده کند عقل جنون تو را فاش مکن فاش تو اسرار عرش در سخنی زاده ز تحت از سرا سلام و احوالپرسی پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 257 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم لال لبش داد کنون مرمرا آن چطورا لال کند مرمرا لال لبش یعنی لب زیبا و سرخ رنگ معشوق عرفانی خداوند زندگی کنون یعنی این لحظه در این زمان در این مرحله از زندگی انسان مر مرا به من من یعنی هم من هم همه انسان های دیگر آنچه تو را لعل کند مر مرا مرمرا یعنی ای مرمر من و هم ای مرمر تمام انسان ها مرمر تمام انسان ها یا گاهی اوقات مولانا میگه سنگ خاره یعنی دل سنگ شده ای انسان ها به وسیله هم هویت شدن با چیزهای جهانی چیزهای فکری و دردها مرمرا یعنی ای مرمر من ای مرمر کل جهان که جهان را خراب می کند و آن چیزی رو الان به من میده که تو را تبدیل به لل میکنه جواهر میکنه یعنی حضور میکنه استفاده میکنه از این تمثیل که قدما معتقد بودند که در اثر تابش آفتاب و فشارات زمین سنگهایی مثل تخت سنگ سنگ خارا یا ل... مرمر به های قیمتی مثل لل تبدیل میشه و تمثیلش این است که اگر تابش آفتاب زندگی در اثر فضاگشایی به دل سنگ ما همانیده ما به این دل فضا رو باز میکنه و تبدیل به خداوند میشه وحدت مجدد به وجود میاد پس زنده شدن ما به بینهایت و ابدیت خداوند همون لعل در مصرع دوم و مرمر نماد دل بسیار سفت یا سنگ انسانه و میبینین که مرمر تشبیه بسیار عالی است که مولانا به کار میبره برای اینکه مرمر شفاف به نور تقریبا یعنی شما نگاه میکنید مرمر نور رو مقداری به هر حال طوری میتابه که مشخص این سفیده و مثل یه چیز سیاه همه را جذب نمیکنه. پس مقدار شفافیت داره مثل عقل من ذهنی که در داستان دلغک دیدیم که این دلغک که همون نماد من ذهنیه دلغک آگاهه یعنی آگاه به هوشیاری جسمی هوشاری ذهنی اما میدونید که این هوشیاری جسمی تشبیه شده به مرمر در واقع برای اینه که یه هوشیاری دیگه ای رو در ما یا چراغ دیگه ای رو در ما روشن کنه و این شعر رو بارها خوندیم باد تند است و چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری یعنی این شفافیت مرمر یا هوشیاری جسمی یا هوشیاری ما در ذهن به صورت من ذهنی موقت برای اینکه باد بسیار تند زندگی انسان سریع میگذره چیزها تغییر میکنند خیلی سریع و در مدت هفتاد تا سال باید به وسیله اون چراغ دیگری ای رو ما روشن کنیم اون چراغ حضور که در اینجا نوشته آن چه تو را لعل کند این لعل همین چراغ عالی که به وسیله این چراغ ابتر یا ناقص ما روشن میکنیم و هوشیاری جسمی یا این هوشیاری مرمری که تمثیل در این بیت اشاره به خرابکاری انسان هم میکنه این نشون میده که البته اگر از روی این شکلها بریم قبل از ورود به این جهان مرکز ما عدمه و از جنس زندگی هستیم و شما میدونین که این از جنس زندگی بودن رو مولانا با اصطلاح الست بیان میکنه و الست هم میدونین از قرآن اومده و خداوند از ما میپرسه که آیا بوقع جدا شدن از او ما از جنس او هستیم تو از جنس من هستی ما میگیم بله و این بله گفتن رو همیشه باید بگیم بله گفتن در این لحظه معادل فضاگشایی است و از جنس او شدنه و همینطور که در این بیت میبینید اون چیزی که در اثر فضاگوشایی از اون میتابه با لفظ آنچه بیان میکنه آنچه نمیگه چی بنابراین نمیخواد شما فکر کنید با هوشیاری جسمی این یه چیز جسمی است که به ما میرسه به ذهن ما میرسه ذهن ما میتونه اونو بشناسه آنچه را در این بیت ذهن نمیشناسه همینطور که گفتم قبل از ورود به این جهان از جنس او هستیم که با الست بیان میشه الست میگه که ما از جنس او هستیم لزومی نداره که به چیزی در این جهان متکی باشیم همینطور الست این پدیده رو بیان میکنه که پس از ورود به این جهان باید دوباره هوشیارانه از جنس او بشیم هی باید بله بله بگیم بله در ضمن به این معنی هم هست که من از جنس تو هستم بله از جنس تو هستم ولی این بله یادمون میره و در نتیجه ما در این جهان هم طور که میبینید هم هویت میشیم با چیزهایی که ذهن ما میسازه و این چیزهایی که ذهن ما از چیزهای مهم میسازه ما به اونها حس هویت تزریق میکنیم چون ما آفریننده هستیم ما امتداد خداوند هستیم خداوند می آفرینه ما می آفرینیم اولین چیزی که ما می آفرینیم و می سازیم همین من ذهنی است چجوری می سازیم ما با اولین چیزی که به نظرمون میاد این مهمه مثلا ممکنه اسم خودمون باشه یا کلمه من باشه به اینا سوویت تزریق میکنیم و یا بعضی الگوهای فکری باورها باشه یا قیافه یا هیکل پدر مادرمون باشه اینها را به صورت تصویر مجسم میکنیم طبق این شکل به اینها حس وجود تزریق میکنیم و اینها میشن مرکز جدید ما مرکز قدیم ما قبل از ورود به این جهان عدم بود یعنی خود زندگی بود وقتی همانیده میشیم جسم میشه مثل اینکه یک عینک جسمی به چشم عدممون میزنیم چشم عدم ما همون چشم خداونده که الان عینک جسمی میزنه قبلا عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از خود زندگی میگرفت الان از مرکزش دوباره میگیره مرکزش الان جسم شده بنابراین عقل و حس امنیت یعنی احساس آرامش رو و چجوری هدایت بشم معمولا هر چیزی که در مرکز ما قرار بگیره ایجاد هیجان میکنه هیجاناتی مثل خشم و ترس و اینها برای این هست که ما با اینا با این چیزا همانیده شدیم و از اعمال کردن فکر به این جسم ما هیجان به وجود میاد هیجانات شما میشناسیم مثل خشم و ترس و این چیزها هیجان هستند یا حتی هیجانات مثبت هیجان زده شدن برای خوش آمدن از چیزی اینا هیجان هستند و هیجان ها میتونن ما رو هدایت کنن مثلا یکی خشمگین میشه یه دفعه پا میشه یه کاری میکنه بس هدایت کنندهش عقلش نبوده خشمش بوده هیجانش بوده از طرفی قدرت هم مقدار زیادی قدرت عمل هست توانایی جنبیدن هست حرکت جسمی هست حرکت فکری هست خلاقیت هست الان همه اینها رو از این اجسام میگیریم امروز این اجسام رو برداشتیم به جاش نقطه گذاشتیم نقطه چین گذاشتیم که اینا هم هستند پس بنابراین نقطه چین ها معادل هر چیزی است که ذهن میتونه تجسم کنه و با اونها هم هویت بشه اینا همانیدگی ها هستند بله الان میگه لل لبش داد کنون مرمرا آنچه ترا لل کند مرمرا اگر قرار باشه که شما تعداد زیادی از این نقطه چینا را در مرکزتون قرار بدید و هر نقطه چین هر همانیدگی درد به وجود میاره مثلا خشم حسادت رنجش حس انتقام جویی نمیدونم اینا هیجانات منفی هستن چینه بالاخص چینه و حسادت و اینجور چیزها رو شما میدونیم مثل حس خبت چه دائما حس گناه با ماست استراب و هیجان مهم ترس که واقعا توی هر من ذهنی هست این جانات که ترکیب میشن با این نقطه چینا همانیدگی ها دل و سفت میکنه و توجه میکنین که ما از موقعی که از زندگی جدا شدیم مراحلی را گذراندیم که در واقع تکامل ما بوده اول همین جماد بوده که الان میگه مرمر و سنگ از اون جنسه بعد رسیدیم به نبات مثل همین درختان و اینا هوشیاری درختی بعدم به هوشیاری حیوانی از حیوانی پریدیم به ذهن انسان ولی ذهن انسان به این صورت که تعداد زیادی نقطه چین داره و هر نقطه چین درد ایجاد میکنه اگر نقطه چین ها رو که همانیدگی است با دردها شما ترکیب کنید یه مرمر به وجود میاد که هوشیاری اندکه ولی توجه میکنید معنیش این است که ما میتونیم اگر مواظب نباشیم با این من ذهنی همین نقطه چین ها که در اثر حرکت فکر از روی همانیدگی های تصویر ذهنی پویا به وجود میاد این تصویر ذهنی پویا مرکزش میتونه تغییر کنه مثلا اگر خیلی سفت باشه میشه مرحله اولیه که سنگه که الان میگه مرمر درسته یه ذره بهتر بشه میشه هوشیاری درختی یه ذره شاید بهتر بشه که حرکت هم بکنه میشه هوشیاری حیوانی و قراره که تو این ذهن ما عقب نریم اینکه مرمرا میگه ای مرمر من و ای مرمر کل جهان اشاره میکنه اینکه انسان میتونه نزول کنه به پایین ترین حد هوشیاری و این کار بسیار مخربه یعنی مولانا با این مرمرا به شما داره القا میکنه که شما به میزان خروب بودن خطرناک بودن و تخریب خودتون به شخصا در کارهایی که میکنید و به تخریب کل ما به عنوان انسان توجه کنید و شما میدونید که تخریب انسان در ما انسان یه من داره یه ما جمع میشیم یک من ذهنی جمعی درست می کنیم که من ذهنی فردی از آن قوت میگیره هر کسی بر اساس همانیدگی های مشترک مثل مثلا باورهای دینی، سیاسی، حتی ورزشی در واقع عضوی جای و از اون من بزرگ یه مقدار انشعاب میگیره قوت میگیره یعنی من ذهنی تنها نمیتونه زندگی کنه در نتیجه به ما متصل و توجه کنید مرمر یعنی یه من ذهنی در قالب جمع میتونه بسیار مخرب باشه بسیار بسیار خرابکاری کنه چه از لحاظ از بین بردن آدم ها یا دارایی های مادی از بین بردن شهرها سوزوندن اونها کشتن آدم ها و آواره کردن آدم ها حتی ضعیفترین آدم ها اگه بهش قدرت بدی این کار رو میکنه و یه دیگه هم تحسینش میکنن اون موقع همکارهای خودش به قوت اونها میتونه قهرمان هم بشه حالا با اونا کاری نداریم برمیگردن به مرمرا پس مرمرا معنیش این است که ما به عنوان من ذهنی همین که میبینی نقطه چین ها میتونیم مثلا یواش یواش میریم پایین به مراحلی که گذراندیم مثلا میتونیم حیوان بشیم ولی به طور کامل نمیتونیم حیوان بشیم شما میبینیم ما مثل حیوان بعضی موقع میداریم یعنی وقتی خشم میشیم میتونیم یکی رو چه به لحاظ لفظی اینقدر فوش بهش بدیم که آبروش رو ببریم یا به لحاظ جسمی بهش حمله کنیم به طور جمعی میتونیم به جمع حمله کنیم اونها رو بدریم از بین ببریم مثل همین کفتار و شیر و غیره ولی توجه کنید این پایین رفتن همش میخوام بگم چرا میگی مرمرا پایین رفتن از هوشیاری ذهنی به جای بالا آمدن که میگه قل تعالو بیایم بالا سعود کنیم ما نمیتونیم پایین بریم و خطرناک برای اینکه درسته که ما میگیم هر چیز بدی رو که آدم انجام میده میگن که این آدم مثلا فرض کن جاهل خره ولی حقیقتا خر خیلی بهتر از یه من ذهنی که حیوان شده برای اینکه خر به طور غریزی به زندگی وصله هر حیوانی ولو کفتار شیر پلنگ اینا در رنده هستن اینا به طور غریزی به خداوند وصلن و عقل کل اینها رو اداره میکنه ما زایده نشدیم که بیاییم مثلا همانیده بشیم و مرکز ما سفت بشه بعضی موقع حیوان بشه بعضی موقع ها از جنس هوشیاری درختی بشه بعضی موقع ها هم واقعا مرمر بشه چه خیلی سفت حتی هیچ رحمی نداره ما آفریده شدیم که الان با فضاگوشایی همینطور که میبینید مرکز دوباره عدم کنیم همانیدگی ها و دردها ها رو بشناسیم و اینها رو بندازیم و آخر سر تبدیل دوباره به خداوند بشیم یعنی اینا رو برانیم به هاشیه و هیچی نمونه در مرکزمون درسته ولی اگر قرار باشه که این چیزهایی که نوشتیم در این هاشیه اینها رو در مرکز نگه داریم و فکر کنیم که هوشیاری جسمی هوشیاری اصلی ماست خواهیم دید که این من ذهنی ما مثلا میتونه بیاد به سطح حیوان در رنده بشه ولی حیوان وقتی میدره یا برای غذا هست یا برای جنگ برای قلم رو و شکار هست همینطور بیخودی نمیره که یه دی رو بکشه و برنج خوشم میاد یا آواره کنه اونها را خونه هاشون خراب کنه این کار را نمی کنه حیوان پس بنابراین ما به صد حیوان که اه اه نزول می کنیم واقعا نمیتونیم عین این حیوان عمل کنیم از طرف دیگه شما می بینیم مثلا ما میتونیم بشینیم برای تسکین دردهایی که من ذهنی ایجاد میکنه پنج گیلاس مثلا ویسکی بخوریم مشروب الکلی بخوریم تلپ بی بیفتیم مثل درخت بشیم همینطور که درخت نمیتونه تکون بخوره بگیم که هوشیاری درختی داریم ما این رو میکنیم اما واقعا مثل درخت نمیشیم درخت درست که هوشیاری درختی داره و نمیتونه تکون بخوره ولی به زندگی وصله حالا از هوشیاری درختی هم که بریم پایین تر مرکز منو سفت و مثل سنگ خارا بکنیم که در اینجا میگه مرمر باز هم خطرناک میشیم یعنی انقدر سنگ دیر میشیم که به خودمون رحم نمی کنیم شما اتفاقا الان باید مراقبه کنید بگین که مثلا مرکز یا سینه سفت من چه بلاهایی سر من آورده شما چه لطماتی به شخص خودتون زدین الان چهل یا پنجاه سالتونه بگین که این کارا رو کردم بدنم رو خراب کردم ولی برای اینکه این من ذهنی الان هم می کنیم خراب کننده است اولین همانیدگی که میاد گفتیم به مرکز ما ما از طریق اون می بینیم و این هوشیاری به اصطلاح عدم رو از دست میدیم دیدن بر حسب همانیدگی عیبه و مخرب یه دونه دوتا باشه انقدر نمیتونه خراب کنه ولی اگر هزار تا باشه به طوری که شما از یه همانیدگی بریم به همانیدگی دیگه شما میشین یک انسان مخرب به طوری که میتونید بدنتون رو خراب کنید چهار بودتون رو خراب کنید فکراتون رو خراب کنید مثلا حیجانات بسیار مخربی مثل خشم و ترس و این چیزها رو در خودتون مستقر کنید و میتونید بسیار پجمورده بشید انرژیتون بیاد پایین بیقدرت بشین بیعقل بشین حس آرامشتون از دست بدین حس هدایتتون بیفته به دست همین هیجانات منفی پس ما میتونیم بسیار مخرب بشیم اگر دل ما مرمر بشه مرمرا یعنی مولانا میخواد به که دل کل بشر سفته و این بلا به سرش خواهد آورد و آورده و داره تخریب میکنه پس شما هم طرز خراب کردن زندگی خودتون رو با این کلمه مرمر باید ببینید عجله نکنید میتونید بشینید مراقبه کنید برگردیم به گذشته ببینید چه بلاهایی به سرتون آوردین خودتون به علاوه بدونید که قضاوت کنید ببینید که مثلا الان چه اتفاقی در جهان میفته و یه دویست سال تاریخ هم ببینید که مثلا در دویست سال گذشته چقدر جنگ شده و چه اتفاقاتی شده و چرا این جنگ ها شده یه سوالی بکنید از خودتون ببینید جواب چی میدین جواب این خواهد بود که سنگ مرمر در دل ما این تخریب رو به وجود آورده و, و به وجود داره میاره تقصیر هیچ چیز نیست تقصیر این مرکز سفته که مردم تشخیص نمیدن که در مرکزشون یک همانیدگی وجود داره که تغییر شکل میده بعضی موقع ها ممکنه بسیار سفت بشه بعضی موقع ها میتونه مثل درخت بشه بعضی موقع ها حیوان بشه بعضی موقع ها هم اگر فضا را باز کنه بله میتونه از جنس خدا بشه حالا مولانا میگه که شما که تقریب مرمر رو دیدید و الان میدونید که این سینه رو این مرکز رو نباید نگه دارید همین الان برای شخص شما همینطور برای همه لال لب معشوق یعنی خداوند با فضا شما که مرکز دوباره عدم میشه یه تشهرشوی میفرسته درسته که این تشهرشو که زیر کلمه آنچه هست شما را دوباره تبدیل به لل میکنه لر لبش داد کنون یعنی این لحظه مر مرا یعنی به من آنچه تو را اون چیزی را که تو یعنی ای, ای سنگ مرمر لعل میکنه دوباره لعل میکنه از جنس دوباره خودش میکنه خداوند ما رو دوباره از جنس الست میکنه و این موضوع تبدیل هم با چند تا اصطلاحی است که اینا هم باسم از قرآن اومده مثل کرمنا کرمنا یعنی ما رو خداوند گرامی داشته پس در ما میخواد به خودش زنده بشه یعنی ما به بینهایت و ابدیت او زنده میشیم برای همین ما را گرامی داشته و همینطور کلمه تسلیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به زن که مرکز ما را عدم میکنه پس فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و توجه به این که این چیزی که ذهنم نشون میداده این مهم بوده و میومده به مرکز من الان میدونم اون مهم نیست نباید بیاد مرکز من سبب میشه مرکز من دوباره خالی بشه عدم بشه وقتی عدم بشه دوباره اون ارتعاش میتابه توجه میکنین مثلا این چنین ارتعاشی با خوندن ابیات مولانا میتابه و در اولین تابش یا اگر هنوز نتابیده با خوندن این ابیات ما متوجه میشیم که تمام این بلاها سر ما اومده به خاطر مرکز مرمره مرکز سفته یعنی این بلاها اگر سر شخص شما اومده میگین که خیلی ظلم شده به من بدرم خراب شده و فکر میکنید همسرتون پدر مادرتون جامعه کرده ما متوجه میشیم که خودمون کردیم به این علت که مرکز ما مرمر بوده بعضی موقع هم حالت حیوانی داشته بعضی موقع هم حالت نباتی یا درختی داشته و ما هیچ موقع نیمدیم این بیت رو متوجه بشیم که مرکز رو عدم کنیم و ارتعاش او توجه کنید وقتی میگه آنچه این آنچه از جنس حرف نیست زندگی با شما حرف اینطوری نمیزنه چه بجین که بگین که من منتظرم به فارسی یا انگلیسی بیاد به گوش من بگه که چیکار کنم من این پریدن از ذهن به بیرون به وسیله ذهن نیست مرمر رو به وسیله هوشیاری مرمری نمیتونیم از بین ببریم یعنی از توی مرمر نمیتونیم خارج بشیم درسته و همین که فضا باز بشه و مرکز ما عدم بشه و اون ارتعاش بیاد به ما برسه و یواش یواش ما بیشتر فضا رو باز کنیم همیشه فضاگوشا باشیم پس از یه مدت کوتاهی متوجه میشیم که واقعا فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد و یعنی فعل من بوده کار خود من انسان بوده که قصه های دم بدن به من چیره شده و خداوند با جفل قلم کار میکنه یعنی هر لحظه به چیزی که سزاوارم و شایسته هم حال من اون میشه حال من بستگی به این داره که در این لحظه چقدر سزاوارم چقدر شایسته هم بستگی داره این که چقدر مرکزم از جنس مرمر نیست و از جنس فضای گشوده شده است اگر فضا خیلی باز بشه حالم خیلی خوب میشه و کاملا میفهمم که من خودمم که با عدم نکردن مرکز و جسم کردن آن این درده ها رو برای خودم ایجاد میکنم دیگران نیستند درسته و بنابراین اون بیت یادمون میفته که گفت آدم که ظلم نانفسنا نفسنا اوز فعل حق نبود غافل شما آدم حضرت آدم برای اولین بار که متوجه شد این موضوع رو گفت که من خدایا به خودم ستم کردم بنابراین شروع کرد به فضاگوشایی گوه ستم کردم یعنی این کار تو نبوده درسته شیطان بر عجز رو گفت شیطان گفت که نه تو کردی تو باعث میشی به من مربوط نیست حالا وقتی این بیتو میکنین شما شما اگر الان به خودتون بگین واقعا خودم این بلاها را سرم آوردم از جنس حضرت آدم میشین. فضا رو باز میکنین و پیش میرین وگرنه اگه اگر بگین که به من مربوط نیست پدر مادرم کردند الان هم جامعه دیگر دیگران میکنن اون موقع از جنس دیو میشین از جنس شیطان میشین حس مسئولیت نمیکنین شما باید حس مسئولیت بکنید این بیت, بیت کلیدی هست ببینین که مرکز شما از چه حالت هایی میگذره وقتی خشمگین میشیم می میبینید در رنده خوب میشیم ما و اون موقع یادتون میاد که من الان هوشیاری حیوانی دارم و همینطور که این شکل نشون میده بله این شکل نشون میده که ما باید فضا رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم اون فضای گشوده شده هم من هستم هم خداوند پس بنابراین داره کرمنا داره صورت میگیره او ما رو گرامی داشته ما رو آزاد کرده از این دردها ها همینطور که الان میبینید بیت بعدی چیز جالبی میگه میگه گلبون خندان یعنی درخت گل خندان که نماد خداونده به دل و جان من انسان گفت گلبون خندان به دل و جان بگفت برج مند هست برج یعنی نواخ در واقع جنس خاصیت منت یعنی من تو را هست یعنی تو خاصیت من داری به گلشن برا بیا به گلستان بیا بالا به گلستان برا یعنی بالا بیا گلشن یعنی گلستان و این گلستان یکتاییست. پس بنابراین میبینید که این چندتا چیزی که با هم شما مخلوط میکنید میبینید که این درده هایی که مرکز سفت مرمرین ایجاد میکنه تقصیر ماست همین لعل لبش لبش این شیم برمیگرده به خداوند زندگی در بیت دوم همین درخت خندان هست وقتی میگه گلبون خندان یه درخت گل خندان خداوند زندگی و از همیشه خندانه چطور ما گریانیم میدونین که الفنون در فارسی حالت رو نشون میده مثلا میگیم گریان آمد خندان رفت حالت شخص رو نشون میده گلبون خندان یعنی خداوند همیشه میخند خداوند از جنس شادیه ما هم به نام الست از جنس او هستیم چطور ما نمیخندیم به چه مناسبتی ما چه جنس او هستیم نباید بخندیم توجه میکنین که مولانا مرتب تکرار میکنه اینکه ما از جنس او هستیم ما را گرامی داشته به ما کوسر یا بی نهایت فراوانیش رو عطا کرده یعنی اگر او از جنس شادیه دیگه شما میدونیم او از جنس چیه از جنس بی نهایت و ابدیت یعنی خداوند نمی میره ما هم نمی میریم. اگر ما این لحظه آگاه از این لحظه باشیم و ایره ابد همیشه زنده هستیم نمی میریم. ولی این تنم بریزه نمی میریم. ولی همیشه حتی در زمانی که در این جسم هستیم از ثانی صفر تا بمیریم در 150 سالگی میتونیم خندان باشیم برای اینکه خداوند خندانه چرا خندان نیستیم؟ برای اینکه مرکز ما همانیده است چی همانیده کرده؟ خود ما چرا؟ برای اینکه نمیدونیم چرا اصلا ما اومدیم از مردم داریم تقلید میکنیم اونا با چیزا همانیدند ما هم همانیده اونا تقریب میکنند، ما هم تقریب میکنیم پس خداوند به صورت گل خندان به من گفت به دل و جان من چی گفت دل و جان دو جوره یا دل و جان اگر مرکزمون جسم باشه دل همین من ذهنیه جسمه و جان هم جان ذهنیه جان من ذهنیه ولی اگر شما فضا رو باز کنین دل و جان تبدیل میشه به جان زندگی و دل عدم مرکز عدم یعنی برای اولین بار ما جان و مرکز خداگونه ما رو حس میکنیم درسته اگر حس کنیم فورا متوجه میشیم که خداوند همیشه شاد که از جنس شادیه ما هم از جنس او شدیم پس شما فضا را باز کنید تا این گلبون خندان به دل و جان زنده شما به صورت زندگی بگه که تو از جنس منی نوا و برگ منو داری برگ منت هست یعنی اون مایه یا سرمایه منو داری خاصیت منو داری از جنس منی پس از جنس من ذهنی نیستی برگ منت هست از اون استفاده کن این سکون و سکوت در تو هم هست جنسیت من در تو هم هست اینا رو کی میگه؟ اینا رو خداوند میگه بیا بالا به گلشن برا خب شما میخوایم برین یا میخوایم بگین که نه من ترجیح میدم همانیدگی ها رو نگه دارم دردار رو نگه دارم و مرکزم مرمر بشه به تخریب بپردازم چند بیت بعد از این میخونم که شما دوباره ببینید قدرت تخریب من ذهنی رو مخصوصا اگر میتونه سفت بشه شما من ذهنی بسیار سفت و که بعضی ما آدم به خودش هم رحم نمیکنه در خودتون ببینید شما از خودتون بپرسین اگر این بدنم و من خراب کردم یه موقع بعضی از شما میگین من معتاد هستم خب اگر به خودم رحم میکردم یه چیزی که الان دارم, دارم وارد بدنم میکنم نمیپرسم آقا این به این بدن ضرر داره میکشه اینو از بین میبره چرا به خودم رحم نمیکنم آ کسی که به خودش رحم نمیکنه به دیگران رحم میکنه نه نمیکنه کسی که به خودش رحم نمیکنه غم میخوره خشمگینه رنجشو که آدم و میسوزونه بله نگه میداره کسی که کینه داره انتقام میخواد بگیره به خودش رحم نمیکنه اون کینه هر حرفی میزنه هر غذایی میخوره هر حرکتی میکنه هر حسی میکنه مثل سیانور میره اون تو به خودش رحم نمیکنه این به کسی دیگه رحم میکنه نه نمیکنه پس من میخوام به صورت فرد به صورت فرد در جمع شما قدرت تقریب مرکز مرمر رو ببینید لزومی ندارین اضافه ادامه پیدا کنه میگه لعل لع لبش در این لحظه داره به شما کمک میکنه شما فضا را باز کنید و خداوند به صورت یک گل خندان، درخت گل خندان به دل جان شما بیه که بابا تو از جنس منی بودو بیا بالا بودو بیا پیش من نمون روی روی این همانیدگی ها بپر بله مرغ جذبه هم پر از از آشیانه بز بپره از آشیانه زن وقتی دیدی صبح شد آفتاب زندگی طلوع کرد خداوند از مرکزتون طلوع میکنه این شم من ذهنی رو خاموش کن دیگه از این هوشیاری جسمی استفاده نکن درسته دوباره من این شعرهای خروب و براتون میکنم خواهش میکنم شما از این بیت ها همینطوری نگیم فهمیدم دیگه برم بیت بعدی برگردیم به گذشته تون ببینید چجوری خودتون رو نابود کردید ضرر زده اید الان چجوری به خودتون بدنتون رابطه ایتون با همسرتون با بچه هاتون با مردم با فامیلتون با دوستاتون لطمه میزنید مسجد است آن دل که جسمش ساجد است یار بد خروبه، هر جا مسجد است یار بد چون رست در تو مهر او این از او بگریز و کم کن گفتگو برکن از بیخش که گر سر برزند مرد را و مسجدت را برکند میدونید مسجد ما این فضای گشوده شده است که ما در اونجا عبادت میکنیم اگر مسجد به بسته بشه منقبض بشه معنیش این است که این من ذهنی رویده به این ترتیب که ارز کردم ما همانیده میشیم و دل مرمر میشه سنگ میشه اگر دل سنگ شده باشه یا حالت های حیوانی بگیره یا درختی بگیره دیگه این مسجد از بین رفته شما فضای گشوده شده نداریم ولی اگر با این حرف هایی که میزنیم شما بیایین درک کنید که اون چیزی که ذهنم میشون میده من, فکر کنم به من زندگی خواهد داد برای همین مقاومت میکردم و میکنم اون نیاد به مرکزم و اگر این تلقین رو به خودتون بکنین پس از یه مدتی ببینید ذهنتون نمیاد مرکزتون یعنی اون چیزی که ذهن نشون میده برای تو مهم نمیشه دیگه بلکه وصل شدن مجدد به زندگی مهم میشه در این صورت جسمتون ساجد میشه در غزل هم میگه اولین ساغری که شرابی که میخورین از دست زندگی بله اگر بدوه به سر ما تو غزل هست بله میگه ساغر اول چو دوت بر سجده کند عقل جنون تو را این جنون عقل واقعیه یعنی یه جرعه از شراب خداوند بخوری چنان من ذهنی مست میشه چه سجده میکنه به دیوانگی تو رو پس فضای گشوده شده برای ذهن که دیوانگیه میگه این دیوانگی همون عقله توجه میکنین پس یار بد که همین من ذهنی خودم و دیگرانه خراب کننده هر جا عبادتگاه هست در زم توجه کنید این جسمم یه عبادتگاه هست میگه این جسمم خراب میکنه میگه اگر مهر یار بد که همین من ذهنی در طول به روی رشد کنه که ما من ذهنیمون رو دوست داریم اگه دوست نداشتیم که رها کرده بودیم من ذهنی سبب میشه ما پندار کمال داشته باشیم ناموس داشته باشیم آبروی مصنوعی داشته باشیم درد داشته باشیم اینا رو ما میپرستیم شما درده رو دوست دارین بهش احترام میذارید و ارزش میذارید و نگه میدارید و یعنی میانداختین اگه درده های شما مثلا رنجش شما از مادرتون پدرتون ارزشی ندارن برای چی نگه داشتیم؟ بس ارزش دارن برای شما ارزش ندارن به عنوان امتداد زندگی برای من ذهنی شما ارزش دارن چون جزء سرمایه اش به عنوان ابزار استفاده میکنه تا شما رو گیج کنه در خودش نگه داره یار بد چون رست در تو مهر او اگر مهر یار بد در دل تو رشد کنه میگه از او فرار کن و بحث و جدل نکن یارو بد چون رست در تو مهرو این از او بگریز و کم کن گفتگو برکن از بیخش از ریشه در بیار پس هر همانیدگی را و هر درد را از ریشه باید در بیاری برکن از بیخش اصلا کل من ذهنی رو هوشیاری جسمی رو با فضاگشایی و, و شناسایی کنی یا همش رو یه جا در بیاری بندازی دور یا یکی یکی در بیاری معمولا یکی یکی در میاریم همه را یه جا زورمون نمیرسه برکن از بیخش که گر سر برزند یعنی اگر شما با چیزی همانیده بشیم و این قوت پیدا کنه هم تو را هم جسم تو هم فکر تو هم هیجانات تو هم جان تو هم فضای گشوده شده مسجد تو از جا میکنه خراب میکنه درسته پس من ذهنی که در اینجا اومده با مرکز مرمر بسیار خراب کننده است آشقا خروب تو آمد کجی همچون تفلان سوی کرد چون میخجی پس ما عاشق زندگی هستیم به الست بنابه الست ما عاشق خداوند هستیم یعنی عاشق اصل خودمون هستیم ما عاشق خودمون هستیم نه مثل من ذهنی به عنوان امتداد زندگی عاشقا خراب کننده تو چژیه چجیه چجی هم یعنی دیدن بر حسب من من ذهنی یا عینک من ذهنی مانند تفلان که تو چه سالته هفته سالته چرا هنوز همانیدگی رو نگه داشتی و به سوی کجی میغجی میغجی یعنی میخزی لحظه به لحظه ما سوی کجی میریم و ما همانیدگی ها رو نگه داشتیم چرا؟ و گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شود شما میایین همانیده میشین همانیده میشین همانیده میشین یه من ذهنی درست میشه فرض اون شخص ده سالشه از من ذهنیش به عنوان هوشاری پرسید تو چه خاصیتی داره این من ذهنی میگه اگر من برویم مکان جسم تو فکر تو هیجان تو جان زنده تو همه ویران میشه و این یعنی اگر که میگه مرمرا در بیت اول ای مرمر گفتم مرمر هم مرمر منه هم مرمر کل جهان هر کسی در مرکزش یه مرمر داره جمع کن میشه یه مرمر کل مرمرا یعنی ای مرمرهای جهان توجه کنید وقتی این خروب در مرکز انسان ها رشد میکنه میروی چی رویده مکان یعنی تمام زمین ما میتونیم ویران کنیم برای اینکه خروبه گفت من رستم مکان ویران شود شما از مرمر کل از خروب جهان میپرسید شما اینجا چی کارید؟ ای همانیدگی با دردها و با چیزهای ذهنی شما اینجا چی کارید؟ میگه که ما روش کرده ایم که جهان ویران کنیم و داره میکنه مگه نمیکنه چه چیزی ما مونده که دیگه ویران نشه درسته؟ پس حالا شما واقعا اگر به خودتون رحم کنید خر رو باید در خودتون ببینید سینه سنگی رو در خودتون ببینید لطماتش رو به خودتون ببینید همینطور نگذارید باید فهمیدم فهمیدن ذهنی هیچ فایده نداره معنی ادبی اینها هیچ فایده نداره شما رو در ذهن نگه میداره شما باید خودتون رو متقاعد کنید که ادامه من ذهنی برای من فایده نداره من باید خودم رو تبدیل کنم اون موقع خواهید دید که ناموس شما حیثیت بدلی شما پندار کمال شما های شما حتی جلویتون وای میسن منهای ذهنی دیگه جلویتون وای میسن اون موقع شما هستین میفهمین که چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد ها باید از قرین بد قرینی که شما رو میکشونه به ذهن دوری کنید حواستون باید رو خودتون باشه فقط و یه راه دشواری رو در پیش دارید که بتونی خودتون رو خلاص کنید بله شما میدونین که همین که ما همانیده میشیم من ذهنی درست میکنیم میریم در ذهن سبب سازی میکنیم دو جور فکر است که الان بیت اول اشاره میکنه به اون همینطور بیت دوم که شما باید از طریق فضاگوشایی فکر کنید یعنی در این لحظه شما یه چالشی دارید باید حل کنید باید فضا را در اطراف را باز کنید فضای گشوده شده در واقع خرد کل با خلاقیت به شما فکر جدید میده که شما مشکلتون رو حل میکنید این راهشه اصلا آفریده شدیم برای این کار اما اگر هنوز سینه ما مرمره سفت سنگه ما در ذهن هستیم و سبب سازی میکنیم میریم به عقل من ذهنی میگیم این کارو بکنم این میشه بعد این کارو میکنم این میشه بعد این کارو میکنم این میشه بعد این کارو میکنم،, میکنم این میشه اینجا میرسم به اون چیزی چی که میخوام بله این با فکر مسبب که خداونده جور در نمیاد و الان شعرش هم میخونیم میگه که اگر شما چنین وسواسی رو در خودتون دیدید شما در این خدا رو امتحان میکنید مردم گله میکنند شکایت میکنند ناله میکنند چون میرن در ذهنشون سبب سازی میکنند زندگی اونها رو به اون نمیرسونه سبب سازی رو جور نمیکنه شما میدونید داریم ازمه ها و قصده ها در ماجرا گاه گاهی راست میآید تو را بعضی موقع ها از می کنین قصد می در این ماجرایی که ماجرا در شعرم هست ماجرا یعنی این اوضاعی که من ذهنی درست کرده ما رو توش انداخته ما هم افتادیم به سبب سازی ماجرا یعنی حوادث زندگی ما رو اداره می کنند و حوادث هم دست ما نیست ما همش سبب سازی می کنیم. و بنابراین شما میگید من سبب سازی می کنم. خداوند باید این سبب سازی رو دنبال کنه من هرچی میگم اون بشه میبینی نمیشه بعضی موقع ها از ماها و قصد ها در این ماجرا درست در میاد تا شما نیت کنید و برین دنبال این کار نیتتونو رو بشکنه به شما ثابت کنه که من اینجا هستم توجه میکنی مولانا اینو میگه دیگه ولی اگر شما یه چین وسواسی رو دیدی که شما میخواین هی hey, خداوند رو امتحان کنید با سبب سازی جور نمیشه ناله میکنید دوباره امتحان میکنید چون چون این وسواس دیدی زود 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 با خدا گرد و در اندر سجود فورا فضا رو باز کن بدون که داری اشتباه میکنی فضا رو باز کن و بیفت به سجود سجود در اینجا یعنی تسلیم آن زمان کت امتحان مطلوب شد مسجد دین تو پرخروب شد اگر شما واقعا امتحان کردن خدا رو دوست داشته باشین و رها نکنید به یه من سبب سازی میکنم اینطوری باید بشه نمیشه من ناله میکنین شکایت میکنین خداوند منو دوست نداره نفرین میکنید عصبانی میشین بدون که مسجد دین تو پر از خروب یعنی همین خراب کننده شده پس شما امتحان نمی کنید درسته این بیت رو دوباره می کنم که شما بدونین چون زنده مرد بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند زندگی خداوند خودش زنده است خداوند نمی میره ما هم زنده ایم اون قسمت خداگونه ما دائما زنده است نمی میره از اون امتداد خودش که ما هستیم دائما مردگی رو جدا میکنه مردگی همه من ذهنیه میخواد همانیدگی ها رو جدا کنه درسته پس بنابراین هر کسی که من ذهنی داره دائما حول خودکشی میگرده تخریب میگرده این بیت بیت قبلی رو چیکار میکنه تایید میکنه که این سیستم ما طوری تر شده که اگر به زودی در ده دوازه سالگی فضا رو باز نکنی مرکز رو عدم نکنی زندگی خودت و دیگران رو خراب خواهی کرد شما از خودتون بپرسید به عنوان من ذهنی و مرکز سفت چرا من به خودم زندگی رو روانه میدارم چرا به خودم رحم نمیکنم؟ چرا خوشبختی رو موفقیت رو به دیگران روا نمیدارم چی میشه مگر خداوند از جنس بینهایت فراوانی نیست مگر کوسر و فراوانی رو به من عطا نکرده پس این کو رواداشت من کو بپرسید رواداشتتون من ذهنی خورده کسی که رو بین حیوان نبات و جماد تغییر میده در حالی که هیچ ارتباطی با عقل کل نداره دائما تخریب میکنه زندگی خداوند به ما میگه که تو در انسان باید به من زنده بشی هیچ راه دیگهی نداری باید فضا را باز کنی باز کنی هیچی در مرکزت نمونه ما گوش نمیدیم در نتیجه دست به تخریب میزنیم تخریب میگه که این راهش نیست ولی باز ما نمیفهمیم شما بپرسین از خودتون به عنوان سوال خوب و مراقبه چرا در زندگی من تا حالا اینقدر تخریب کردم و از دنده ملامت و حس عدم مسئولیت هم بیرون بپرید آقا به من مربوط نبوده که دیگران زندگی منو خراب کردن دیگه نه اینطوری نمیشه تمام دانشی که ما از مولانا گرفتیم حتی از دین گرفتیم همش میگه تو خودت خراب کردی فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم بله گفت شیطان که به ما اقوی تنی شیطان میگه من مسئول نیستم تو منو منحرف کردی تو این بلاها را سر من آوردی کرد فعل خود نهان دیو دنی دیو دنی دیو پست کارهای خودش پنهان کرد ما نمیگیم که ما مرکزمون رو از عدم در آوردیم از جنسیت تو در آوردیم کردیم یه جنس دیگه این بلاها سرمان اومد ما میگیم تو کردی خب تو به کار خودت هم نگاه کن حالا شما تا حالا نمیدونستین الان میدونید اگر مرکزتون جسم باشه شما زندگی خودتون و دیگران رو تخریب خواهید کرد اصلا هیچ راه دیگه ای نداره تمام اون چیزی که از مولانا یاد گرفتیم اینو میگه شما دیگه خودتون میدونید امروز هم همین رو میخونیم که به شما یادآوری کنیم و این کار رو شخص شما باید بکنید تو چو باز پای بسته تن تو چو کنده بر پا تو به چنگ خیش باید که گره ز پا تو که میگم؟ الان به من مربوط نیست؟ نه مانند بازی هستی که پات بسته شده نمیتونی بپری با چی بسته شده؟ یک کنده ای از چوب یا فرض یه پرنده باشه یه وزنه پنج کیلویی به پاش ببندن خب نمیتونه بپره تن تو چه کنده برپا این کنده این وزنه پنج کیلویی چیه یه عقابی اونجا هست به پاش بسته شده من ذهنی همانیدگی ها تو به چنگ خیش باید با دست خودت نگو به من مربوط نیست من نمیتونم من چه میدونم من مسئول نیستم راه جبر رو راهی وجود نداره مگه میشه خانواده ما اینطوریه وقتی جامعه اینطوریه آدم باید اینطوری باشه این جبره تو میتونی هکتج شما باید این بند رو از پاتون باز کنید آزاد بشین تا کل جامعه رشد کنه تو به چنگ خیش باید به دست خودت باید این گره رو از پات باز کنی گره من ذهنی رو و میدونید ما دو جور بال داریم فضا رو باز میکنی یه بال داری فضا رو میبندی منقبض میشه یه بال داری یه بال ما را به گورستان میبره یه بال ما را سوی سلطان میبره یعنی خداوند میبره بال بازان را سوی سلطان برد بال زاغان را به گورستان برد بال اکنون تو تر شرح عدم چه چو پازه رست و پنداریش سم شما فضا را باز میکنین باز میشین این بالتون شما را به سوی خداوند میبره زاغ میشین منقبض میشین همالیده میشین مرکز تو سنگ میشه این بال این نیروی زندگی شما رو به گورستان میبره حالا که اینو فهمیدی برگرد به گشودن مرکز عدم شرح در اینجا یعنی انشرا باز کردن شما در زم اگر قرآن خان هستین اون سوره انشرا هم بریم بکنید که بسیار مهمه که میگه مهمترین مهمترین خاصیت خداوند فضاگوشایی مهمترین خاصیت ما هم فضاگوشایی ما به عنوان جنس عدم فضاگوشا هستیم به جای انسان شما میگین موجود فضاگوشا ما اومدیم فضا بند شدیم شما میبینین وقتی لحظه به لحظه واکنش نشون میدیم چرا ناموس من ذهنیمون تهدید میشه هر چیزی میگن به ما بر میخوره ما رو تایید نمیکنن توجه نمیکنند، ما رو نمیبینند اینا برای ما مهمه خیلی چون مهم نیست چی مهمه خاصیت اصلی ما شرح عدم باز شدن عدم پس عدم در ما به عنوان اون برگ منت هست میگه جنس خدایت وجود داره اکنون، تو در شرح عدم در فضاگوشهایی که این شبه پادزهر پاد پادزهر ما پادزهر چی زهرهای منو ذهنی زهرهای منو ذهنی دردهاشه چقدر زهر در جان ما هستن چقدر رنجش در شما هست چقدر کینه هست چقدر حسادت هست چقدر خشم هست چقدر ش... چقدر ترس هست چقدر اضطراب هست بفرمایید این پاد زهر اونهاست زهر اونها رو خونسا میکنه ولی برای من ذهنی فضاگشایی و اون ارتعاشی که از زندگی میاد زهره برای منهای ذهنی ابیات مولانا زهره باید حرفهایی بزنن که به نظرشون مفیده شما نگاه کنید من ذهنی چه بلایی سر ما میاره به زندگی عادی خودتون نگاه کنید فرض کنید یه مرد بیرون میاد خسته از زنم خونه مثلا شامی پخته میخواد سفره رو باز کنه همینطور شروع میکنن به خوردن خانم شروع میکنه به مثلا خبرهای بد دادن یا آقا شروع میکنه میدونین چی شده فرانجا سرطان گرفته همون اولین لغمه راجب به سیاست صحبت میکنیم راجب به نمیدونم حوادثی که برای فاملا من افتاده چی ورش چست شده چی موتاد شده چی نمیدونم با چی دعوا کرده چی به زندان افتاده چی شده تا این غذا تمام میشه همه در گلوی ما میمونه چرا بنج من ذهنی داریم من, من که میخوام تخریب کنیم برای اوقات شادی رو دوست نداریم شما ببینید چی کار میکنه این نیروی زندگی رو به صورت زاغ مصرف میکنید یا به صورت باز چرا ما حرفهای زیبا نمیزنیم چرا از چیزهای خوب صحبت نمی کنیم از موفقیت ها از شادی مردم موفقیت مردم برای اینکه اصلا روانه می داریم. بازا بازان را سوی سلطان برد ببین من من بازم من زاغ نیستم زاغان را به گورستان برد بازگرد اکنون تو در شرح ادم که این پاد زهر اون زهرهای من ذهنیه تو با عینک که من ذهنی فکر میکنه سمه شعر مولانا سم نیست اون حرف های بعد که سر سفره میزنیم اون سمه بعدش هم از همون جور چیزها میزنیم غیبت میکنیم بعد مردم رو میگیم هزار جور خانواده رو مسموم میکنیم اندر اندر او اکنون که جستی از خطر سنگ بودی کیمیا کردد گهر گوهر رسته ای از کفر و خارستان و او چون گلی بشکف به سروستان او بیا تو فضا رو باز کن بیا تو چه از جز خطر جستی خیلی خطرناکه این مرکز مرمر سنگ خارا. خیلی خطرناکه این حیوان وحشی در مرکز ما که میدره که میتونه خشمگین بشه بدره خیلی خطرناکه که دائما در فکر توته است پر از سو زنه فکر میکنه همه توطعه کردن او رو از بین ببرن اینقدر عیب داریم من ذهنی که مولانا میشماره که مجال نیست اینجا ما بشماریم میگه بیا تو اندر رو از خطر جستی همین که اولین همانیدگی میاد به مرکز ما ما وارد حوزه خطر میشیم بله چیجه بر لب بامی تو ای مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام بر لب بام هستیم داریم میفتیم برو عقب یا بیا پایین رسن کلا اصلا از این من ذهنی بیا پایین اندر آکنون اکنون که جستی از خطر اگر شما یاد گرفتیم فضا گشاهی کنین اگر یاد گرفتیم من ذهنی خروبه. همه چیز شما رو خراب خواهد کرد و واقعا تقصیر انسان ها نیست انسان ها فدای من ذهنیشون میشن ما باید من ذهنی رو بشناسیم فضا رو بشناسیم برای همین میگم شما مراقبه کنید اینا رو بخونید به خودتون نگاه کنید به گذشتهتون نگاه کنید به صورت ناظر به ذهنتون نگاه کنید ببینید چه فکرهایی میکنید چه طرحهایی دارید چه الگوهایی مسلط به شما هستند با چی همانیده شدین چه جور دردهایی دارین چرا نگه داشتید سنگ بودی مرکزت مرمر بود گوهر تابش نور زندگی شما رو کیمیا کرد الان رستی از کفر و خارستانو خب من ذهنی هم کفر خارستانو اوره میبینین که فضای ذهن همانیده رو به خارستان تشبیه میکنه یعنی هر طرف می جنبه یه خاری به پات فرو میره به دستت فرو میره لباس تو پاره میکنه حالا مثل گل باز شو در کجا در گلستان و هو در, در و هو میبین نمیگی گلستان سرو سرو یعنی چی یعنی زنده شدن شما به بینهایتو انسان ها همه صرف همه به بینهایت تو زنده شدن به وسیله عقل کل داره میشن فکرهای خلاق میکنند این سربستان کجاست؟ سربستان سربستان و خداوند هو هو یعنی خداوند بله خب بیت سوم رو میکنیم پس بنابراین دو بیت اول خوب فهمیدیم لعل لبش داد کنون مرمرا آن چطور؟ لل کناد کند مرمرا گلبن و خندان به دل و جان بگفت برج مرد هست به گلشن برا گر نخریده از جهان را غم مجده چرا داد خدا کشترا توجه میکنین در این لحظه با فضا گشایی لل لب معشوق گفتار او به صورت ارتعاش در اثر فضاگوش های من به من چی میده؟ چیزی که مرمر من ذهنی سفت و سخت منو تبدیل به لر میکنه دوباره تبدیل به زندگی میکنه هوشیاری حضور میکنه فضای گشوده شده میکنه خداوند که دائما میخنده مثل گل به دل و جان من در این لحظه که فضا را گشودم گفت تو خاصیت من را داری برگ من را داری برگ یعنی نوا بنابراین میتونی از این همانیدگی ها خودتون خودتو آزاد کنی میتونی شناسایی کنی میتونی بندازی تو فضا را باز کن عین من میشی میفهمی که اون چیزی که جنس تو نیست باید بیفته بعد میایی به گلشن من درسته به گلستان من در دو بیت قبل میگفت سروستان هو مثل سرو دوباره پیش من به بینهایت من زنده میشی الان برای کسایی که میان بابا این ها چیه این غم و قصه پایان پذیر نیست میگه اگر جهان را یعنی شما به عنوان یه جهان درون دارین بیرون دارین درون شما دائما در بیرون منعکس میشه میشه درون شما خالی از همانیدگی و درد بشه نکاسش در بیرون زیباست همیشه میتونه خندان باشه شما یه جهان هستین از طرف دیگه تمام انسان ها را جمع کنید اینم یه جهانه جهان بزرگتری است میگه تمام جهان یا جهان انسان ها را از غم خریده غم همه ما رو خریده اگر نخریده چرا این خبر خوش یعنی مجده رو خداوند به ما داده که من همانیدگی ها و دردهای شما رو خریدم این آیه قرآنه درسته که میگه خداوند جان و مال مؤمنان رو به باهای بهشت خریده است مولانا یه رنگبوی دیگه به این آیه میده معنیش این است که چون جان و مال ما که در واقع همانیدگی های ما هستند دردم ایجاد می کنند، پس همانیدگی های ما رو و درد های ما رو خداوند خریده است به جاش چی داده؟ به جاش گلشنشو خریده پس شما چرا نمیدیم بره؟ یعنی این دردها و همانیدگی ها رو شما نگه داشتین او میگه بدین به من به بهشت من درایید بله اشتراک خرید درسته گر نخریده است جهان را غم حالا شما میخواین استدلال کنین نه من غمهامو نگه میدارم امکان نداره غم های من از بین بره این استدلال نکنید مولانا میگه که از زبان قرآن و خداوند میگه که اگر جهان را از غم نخریده یعنی شما میتونید بی غم زندگی کنید و به هیچ جا هم بر نمیخوره سوال اگر شما همیشه بخندید شاد باشید همیشه آرامش داشته باشید حالتون خوب باشه فکر میکنید به جایی بر میخوره چیزی از زندگی کم میشه واقعا خداوند خودش گل خندانه و ما هم از جنس او هستیم میگه الان از جنس من بشین همینطور که من می خندم شما بخندید حالا اگر شما گریه نکنید از نمیشه به جای بر میخوره خداوند از جنس کمیابیه ای کمیابیه چرا گفته من کوسر رو به شما عطا کردم بله بپرسیم به شخص شما میگه و به کل مردم جهان میگه اگه خداوند غمهای ما رو از ما نخریده و اگر الان بدیم خرید یعنی در گذشته تمام شده گفته من غمهای شما رو خریدم بده به جاش من بهشت و بدم گلشن شنو بدم همین جا میده همین سه بیت و میگه که خاصیت منو داری توانایی منو داری که بیای به من برسی تو خودت کار نمی کنی, کاهلی می کنی تنبلی می کنی. برای چی این کار می کنی؟ شما از خودتون بپرسید برای چی حواست من به خودم نیست چرا من کار نمی کنم الان این دانش مولانا به این زیبایی و به این جامعه هم در اختیار شماست چرا کار نمیکنید کنین خودتون رو از غم راحت کنین این غم و غصه و درد و عذا چه ارزشی داره وقتی مولانا میگه خداوند گلبون خندانه یعنی هیچ موقع غمگین نیست بس شما چرا غمگینین مگه ما از جنس او نیستیم نباید شبیه او بشیم مگه خداوند مطابق تصویر خودش ما رو نیافریده درسته نه خداوند بله از روی تصویر خودش بینهایت ابدیت دائما آفریننده است ما رو خرید آفریده ما برگشتیم من ذهنی ساختیم یه خدایی آفریدیم که همش غما دوست داره و عذا رو دوست داره و میخواد به تو سرمون بزنیم و خاچ تو سرمون بکنیم و ذلیل کنیم خودمون رو گفته این کارو بکنید یا گفته سرو بشین در سروستان هو قد منو بگیرید کدومو گفته گر نخریده از جهان را از غم یعنی اگه خداوند جهان را از غم نخریده مجدر چرا داد خدا چرا این خبر خوش به ما داده کشترا که خریدم مطابق این آیه دردهای های شما همانیدگی های شما رو خریدم فروختین به من امضا کردین بدید شما هر لحظه این غمه ها رو بدید به جای شادی بی سبب میگیرین که همیشه شادین این همانیدگی ها در مرکز ایجاد نیازمندی هم میکنه بدین و شادی رو بگیرید بله چه بود آب که دارد به لطافت صفت او که دو صد چشمه بر آرد دل مرمر و خاره میگه آب و گاهی اوقات به خوشیاری ایزدی تشبیه میکنیم یا آب آب معمولی نمیتونه این کارو بکنه در صفت نمیتونه مثل او باشه که خداوند از دل سنگ سفت یعنی از دل سفت انسان ها با فضاگوشایی چه که شبیه مرمر و خاره است دو صد چشمه کوسرد چشمه آب حیات جاری میکنه بله چون کند چکچک تو گویش مرگ و درد تا شود این دوزخ نفس تو سرد تا نسوزد او گلستان تو را تا نسوزد عد و احسان تو را پس بنابراین شما میگین که آب سرد رو میریزیم به آتش دردهای من ذهنی فضا رو باز میکنید دوای زندگی میاد مرهم زندگی میاد اگر این سر در بیاد این من ذهنی آتشش بگو مرگ و درد پس شما در این فضا رو باز میکنید آز آزاد بشین آب حیات زندگی رو با فضا گشایی میریزین روی دردهاتون من ذهنی اعتراض میکنه دردهاشو دوست داره شما رو میخواد پشیمون کنه بترسونه نترسید وقتی سر صداش در بیاد بگو مرگ و درد برو بمیر تا این دوزخ نفس تو سرد بشه تا این من ذهنی گلستان رو باره نسوزونه تا نسوزد او گلستان و تو را تا نسوزد عدل و احسان و تو را ما به ذات هم عدل رو میشناسیم چون از جنس او هستیم هم احسان رو روا داشتن زندگی به خودمون و دیگران در برنامه های گذشته دلغش دیدیم صدقه را یاد گرفت اولین نشان یاد گرفتن صدقه مهربان بودن با خودمونه شما از خودتون بپرسین آیا من به خودم مهربان هستم خودم دوست دارم اگر بله چرا این غذاها رو میخورم چرا ده کیلو 20 کیلو اضافه وزن دارم چرا فلان مواد رو میخورم که به خودم لطمه بزنم چرا ورزش نمی کنم چرا کاهلی می کنم؟ چرا ابیات مولانا رو نمی خونم بتونم به حضور زنده بشم چرا امروز فردا می کنم؟ چرا افتان و خیزان پیش میرم نکنه ذهن من میگه چک چک یعنی سرچداش در اومده وقتی آتش رو میریزم این سرسدای آتش در میاد تو بهش بگو مرگ و درد من گلستانمو رو لازم دارم در اصل من گلستان هستم من خارستان نیستم ذات من عدل و میشناسه و من میدونم یکی از جنبه های عدلینه که اگر چیزها رو در مرکزم گذاشتم چون در مرکز گذاشتن چیزها درد ایجاد میکنه پس من باید درد داشته باشم این عین عدله پس تمام بدیهایی رو که من برای خودم ایجاد کردم مسائلی رو که ایجاد کردم من خودم ایجاد کردم باید ایجاد میشد این کار کردم با ذهنم باید این مسئله پیش می اومد پس این عدله این ظلم نیست بنابراین بین عدل و ظلم را هم خوب میشناسم کجا عدل کجا ظلمه و میدونم اگر با من ذهنی کار کردم اگر انتظار داشته باشم که نتیجه مثبتی داشته باشه دارم ظلم میکنم اگر سبب سازی میکنم و نمیذارم زندگی خردورزی ورزی کنه فکر میکنم این سبب سازی کار درست میکنه این عین ظلمه این عدل نیست اگه ناله کنم خودم دارم به خودم ظلم میکنم ما در جهان فضا را باز نمی کنیم یه مرمرا مرمر جهان من ذهنی جهان ببینیم چالش هایی که به وجود میاد چجوری حل میکنه ما از همدیگه در واقع انتقام میگیریم یکی میاد یه یک کار بدی میکنه ما میریم دو درصد بیشتر کار بد میکنیم اون یکی دوباره میاد عوضش رو میکنید دو درصد بیشتر دوباره هی بیشتر 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 میفتیم به جون هم راهش نیست از بد به تولد بشر این کار کرده ایم مولانا میگه این کار نکنید فضا رو باز کنید از طریق مرمر کار نکنید گلبون خندان ببین چی میگه فضا رو باز کن میگه برگ منو داری از اون استفاده کن ما از برگ او استفاده نمی کنیم از من ذهنی استفاده می کنیم در نتیجه مسائلمون حل نمیشه روز به روز مشکل تر میشه باید فضا رو باز کنیم و به خودمون بیاییم حس مسئولیت کنیم فضا کنیم اول روی خودمون بعد کما اینکه در این غزل میگه اگر خودمون زنده شدیم از ارتعاش لبمون همطور که از ارتعاش لب مولانا این خاصیت ها میاد بیرون از ارتعاش ما همین خاصیت ها بیرون خواهد اومد لزومی نداره که عقاید رو به دیگران تحمیل کنیم همیشه باید رو خودمون کار کنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید پس قرار شد که با فضاگشایی آب زندگی رو روی آتش دردهامون همون بریزیم و اگر صدای این دردها بالا اومد ما بگیم مرگ و درد تا گلستانمون نسوزه و عدل و احسانی که جنسیت خداوندیمون داره اونم نسوزه چک چچ آواز سوختن فتیله چراغ یا آتش چون لب لالش سلایی میدهد گر نه چون خاره و مرمر بیا پس لب لال معشوق لحظه به لحظه ما رو صدا میکنه همه انسان ها رو چون لب لالش دعوت دست جمعی از انسان ها میکند بیایین این ارتعاش رو بگیرین فضا رو باز کنید اگر مرکز شما سنگ خاره نیست مرمر نیست فضا رو باز کنید بیایید برگ بی برگی تو را چون برگ شد جان باقی یافتی و مرگ شد این برگ خداوند بی برگی یعنی فضا و عدم کردن مرکزه برگ جسمی یعنی داشتن چیزی در مرکز که ذهن نشون میده نقطه چین بنابراین بیبرگی فقر نداشتن چیزی که از ذهن میاد به مرکز این نوای بینوایی اگر این نوای بینوایی سرمایه بی سرمایه بودن و بی وجود بودن حس وجود نکردن در ذهن سرمایه ما بشه مایه ما بشه نوای ما بشه در این صورت جان همیشه جاودن یافتیم و مرگ از بین رفت یعنی ما میاییم به این لحظه ابدی و همیشه آگاه از این لحظه ابدی میشیم و زنده شدیم به ابدیت زندگی یادمون باشه ابدیت یعنی نه اینکه بینهایت آینده ازلیت هم نه اینکه بینهایت گذشته یعنی این لحظه ابدی این لحظه هم ابدیه هم ازلیه یعنی همیشه این لحظه بوده و هست و شما آگاه میشین به این لحظه ابدی در نتیجه زنده میشین به ابدیت او یعنی جان باقی جان باقی یعنی جان نامیرا و ما جان نامیرا هستیم برگ بی برگی هستیم اومدیم همانیده شدیم برگ جدید پیدا کردیم میخوایم بگیم همانیدگی های ما برگ نیستند اگر شما این حقیقت رو فهمیدید دیگه چیز ذهنی به مرکزتون نمیاد از لذت بوهای او و از حسن و از خوهای او و از قلت او جانها به درگاه آمده پس وقتی فضا رو باز میکنیم بوی زندگی میاد ارتعاش زندگی میاد چرا میگه بو برای اینکه این یه چیز ذهنی و خشن نیست فکر ما نمیتونه ببینه از لذت بوهای او و از زیبایی و از خوهای خداوند خوهای خداوند عشق روا داشته بینیازی همین سمت بودن حس وحدت شما خوهای خداوند رو در خودتون میبینید شما میدونستین که اگر حسادت میکنید این خوی خداوند نیست این کوسر نیست بگه من کوسر را به شما عطا کردم بله تاج کرم ناس بر فرق سرد توق عتینا که آویز برد تاج بی نهایت فراوانی زندگی بر سر ماست و توق یعنی گرامی داشت و این که خداوند در ما به خودش زنده میشه ما از جنس او میشیم این با ماست و بی نهایت فراوانیش هم با ماست این دوتا با هم هم در واقع بله بنابراین نیازمندی ما و حسادت ما از خاصیت خداگونگی ما نیست و این قلتالو گرچه که ترجمه میکنند آیه قرآن یعنی بیا به سوی من ولی در واقع در میگه بیا بالا از این همانیدگی ها بیا بالا ما گفتیم از جماد و نبات و حیوان گذشته الان ذهن هستیم از ذهن بالا باید بیاییم نمیتونیم بریم به مرمر که پایین ترین حد ما بوده پس مرتب میگه قلت آلو پس میگه بیا بالا بیا بالا هر لحظه زندگی به ما میگه بیا بالا که در غزلم بود بله گفت که برگ منت هست به گلشنبرا و از قلت آلوهای او جانها به درگاه آمده ببینید جان شما به درگاه میره جان شما که الان درگیر همانیدگی هاست میتونه بلنش بره به فضای یکتایی بله ای پیامبر بگو به سوی من آیید که بر شما خانم آنچرا که پروردگارتون بر شما حرام کرده است پروردگار ما چی را حرام کرده است آوردن چیزها را به مرکزمون در حالتی که ما فقط چیزها را میاریم به مرکزمون بالا بیایید از این همانیدگی ها با فضاگوش های بالا بیایید به شما بگم یا بر شما بخوانم یعنی به گوشتون بگم شما بفهمید هر لحظه میگه ولی چون ما با همانیدگی ها میبینیم و میشنویم اینا رو درک نمی کنیم قلت آلو از اینجا میاد بالا بیاییم به سوی من تا به شما بخوانم که چه چیزی رو نباید به مرکزتون بیارید هیچ چیز ذهنی رو به مرکزتون نباید بیارید قلتالو آیتی است از جذب حق ما به جذبه حق تالا می رویم پس بنابراین این اصطلاح قلتالو بیایم بالا چه گفت به گلشن برا این نشانه است که خداوند دائما ما رو چکار می کنه جذب می کنه. شما می برای اینکه بتونه ما رو جذب بکنه مرکز ما باید عدم باشه اگر مرکز ما جسم باشه نمی جذب کنه قلتالو نشانه است از اینکه خداوند میتونه ما رو جذب کنه ولی چون در این لحظه مرکز ما جسمه جهان ما رو جذب میکنه فضا را باز کنیم مرکز ما آدم بشه خداوند ما رو جذب میکنه بنابراین ما الان تصمیم میگیریم هوشیاران فضا رو باز کنیم تا به جذبه حق تعالی برویم ساده است قلتالو قلتالو گفت رب ای ستوران رمیده از ادب سطور یعنی چهار پا مثل اسب و اولاغ پس بنابراین لحظه به لحظه او میگه بیایم به سوی من یا بیایم بالا پس بنابراین لحظه به لحظه زندگی به ما میگه خداوند به ما میگه ولو اینکه نمیشنویم نرو به هوشیاری حیوانی نباتی و مرکز مرمر یعنی جمادی بیره میشی بیچاره میشی لحظه به لحظه میگه قلت آلو قلت گفت خداوند ای چار پایان رمیده از ادب از ادب رمیدن یعنی این لحظه ما به عقل من ذهنیمون گوش میدیم و به عقل بینهایت خداوند یا عقل کل گوش نمیدیم سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیش یه هم چیزی به این الا سرنگون میشیم که سر خداوند رو نداریم سر خداوند رو کی داریم اگه فضا رو باز کنیم منقبض میشیم با همانیدگی ها کار میکنیم نگه میداریم میریم به سبب سازی سبب سازی رو ما عقل میدونیم سر میدونیم و تنها پیش میرانیم شکست میخوریم سرنگون میشیم شعرهای مربوط به ادب رو حفظ بشید بخونید برای خودتون که من چه جوری از ادب میرمم امروز در قصه مصنوی میخونیم که خداوند بهترین رایزه یعنی تربیت کننده است و هر موقع به ما درد اعمال میشه بدون که ما از ادب رمیده ایم قلقل و تاق و ترمب و گیر و دار که نمی برای مرا معذور دار هر موقع ما تقیام میکنیم سر سرسدار را میاندازیم جوش میاریم و جلال و شکوه ما رو به مردم نشون میدیم میخوایم دیده بشیم یا میگیریم میبندیم به زور که ما رو ببینند معنیش این است که چشم ما کوره ما داریم به زبان بی زبانی میگیم که ما نمیبینیم چشمون عینکی داره که عینک عدم نیست ما رو ببخشید بر, بر اساس این بیت میدونید داستان دلغک بنا شده امیدوارم شما داستان دلغک رو خوب خونده باشیم و ازشم یاد گرفته باشیم و ننگرم کس را و گر هم بینگرم او بهانه باشد و تو منظرم عاشق سن تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو گبر عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع کافر بود این سبه ای تو شما ولو اینکه هزار بار خوندین در روز باید چند بار به خودتون یادآوری کنید برای همین من اینجا میخونم این بیت میگه که من چیز ذهنی رو نمیارم مرکزم ننگرم کس چیز ذهنی رو نمیارم مرکزم توجه نمی کنم حواسم به توس فقط مرکزم عدمه اگرم نگاه کنم توجه ما جلب کنه در حاشیه بهش نگاه میکنم، و او بهانه است برای اینکه تو رو بیارم مرکزم تو رو ببینم پس تمام چالش های ما زمان خوب و بد زمانی که چالش هست و چالش نیست با سن کار میکنه مرکز عدم آفریدگاری خداوند کار میکنه عاشق آفریدگاری تو هم سن تو هم زمانهای خوب یا بد عاشق چیز ساخته شده یعنی باوری که از پیش ساخته شده نیستم شما ببینید عاشق باورهای گذشته هستید الان بر حسب اونها سبب سازی میکنید این درست نیست در این لحظه باید فضا را باز کنید به سن دست بزنید عاشق مصنوع کی باشم چو جبر در اثر رفتار و سبب سازی با الگوهای پوسیده است که ما این همه مسئله به وجود میاریم عاشق سن و خدا دارای فر جلال و شکوه این فر با فردی که در بیت قبل بود تاق و ترومبی که مردم با من ذهنی رو انداخته در ماجرا اصلا ماجرای ما در زندگی در زندگی من ذهنی برای ما درست کرده میگیم ما کجای کاریم چجوری دیده میشیم از نظر مردم چقدر ارزش داریم چی به ما توجه میکنه چی ما رو تایید میکنه این تاق و ترمب من ذهنیه این با فرد خداوند فرق داره عاشق آفریدگاری خدا دارای شکوه ایزدیه ولی اگر مرکز ما همانیده باشه ما جلال و شکوه زمینی داریم ذهنی داریم ما با ذهنمون به زور میخوایم روی آدم ها اثر بذاریم که ما رو بهتر ببینند ما نمیخوایم در این ماجرا گیر بیفتیم یکی از بیتها در این غزل است میگه یه کاری کنید که از ماجرا بیرون بپرید و از گذشته بیرون بپرید اگر شما بتونید از گذشته و از ماجرایی که ذهن درست کرده مردم توش گرفتارند مثل توپ اینور لگت میکنن میرن اینور بعد لگت میکنن میرن اینور شما اینطوری نباشید شما در این لحظه بگین ارتعاش معشوق با فضاگوشایی میاد دست به سون میزنم من فکرهای خودم رو میآفرینم من آینده خودم و خودم میآفرینم من موانع ذهنی رو با سون شناسایی میکنم من نمیخوام مانع ذهنی ایجاد کنم و بگم به بی... یعنی به علت این موانع من نمیتونم زندگی کنم فرق نمیکنه که من همسر دارم ندارم بچه دارم ندارم خونه دارم ندارم نمیدونم این چیزو دارم ندارم اینا نمیتونم مانع زندگی من بشن من هر لحظه میخوام ارتعاش زندگی رو جذب کنم و تمام ذرات وجودی من به اون مرتعش بشن من همیشه میتونم شاد بشم اگر من از جنس خدا هستم اون هم یه درخت گل خندانه منم باید بخندم مهم نیست که چی دارم چی ندارم عاشق سن خدا با فر بود یعنی فر زدی داره عاشق مصنوع هیچی نداره عاشق کسی که چیزهای ساخته شده یه ذهنی رو میاره مرکزش واقعا کافره هیچی نداره ولی اگه داره یه چیز ذهنی هست مصنوعی هست هیچ لذتی نداره قلتاقلو گفت از جذب کرم تا ریاضت تان دهم من رایزم از زبان زندگی میگه به علت بزرگواری بخشش خداوند ما جذب او میشیم نه که ما در ذهن کارهای خوب انجام میدیم سبب سازی نیست که ما جذب او میشیم دائما زندگی ما را جذب میکنه اگر مرکز ما عدم باشه جسم باشه جذب میکنه ما جذب او نمیشیم جذب جهان میشیم مرکز جسم جذب جهان میشیم مرکز ادم جذب خدا میشیم کدوم رو میخواین شما ولی او از روی کرم ما رو داره جذب میکنه و جذب شدن به این ور یعنی به طرف خدا و جذب نشدن به دنیا سختی داره ما باید جلوی الگوهایی که مسلط هم به ما در بیاییم و اون موقع است که حواستون به خودتونه ناظر ذهنتون هستین تقلید نمی و میخوایم خودتون رو درست کنید و میدونید که رایز تربیت کننده شما خداونده تربیت کننده خداوند و امروز در مصنوی خواهیم خوند میگه که ما شبیه اسبی هستیم که افسار دست خداونده و دهنه این افسار دهن ما رو سابیده و کام ما رو تلخ کرده ولی ما متوجه نیستیم که این از رایزه که سوار بر ماست این از افسار نیست این به علت ذهن نیست به علت اتفاقات نیست به علت کسی که این افسار رو میکشه ولی مردم غافلند و از رایز رایز بی خبرند و بی بهرند بی بهرند میگه شما آیا بهرمندین مرگ بی مرگی بود ما را حلال برگ بی برگی بود ما را نوال همش تاکید میکنیم وقتی گفت برگ مند هست این برگ خداوند در ما چیه درسته گفتیم برگ بی برگی. الان صحبت مرگ مرگیه یعنی مردن به ذهن آدم رو بیمرگ میکنه پس بنابراین مرگ بیمرگی اگر به یه چیزی بمیریم به نام من ذهنی به خداوند که زندگی جاودانه است زنده بشیم این حلاله بنابراین برگ بیبرگی پیدا میکنیم که نوال ما اینه نوال یعنی عطا و بخشش پس مرگ بی مرگی در واقع مرگ به من ذهنی است برگ بی برگی آگاه شدن عدم از خودش در مرکز ما ما به عنوان عدم و امتداد خدا از خودمون آگاه میشیم اگه آگاه بشیم به صورت حضور ناظر ذهنمون رو میبینیم و بخشش خداوند برگ بی برگیه هر موقع شما بی برگی رو برد کردید داری موفق میشید هر موقع یه چیزی رو اومده مرکزتون بر حسب اون فکر میکنید و یا اونو برگ میدونید بدونید که دارین شکست میکنین بله پس در در کارگه یعنی عدم تا ببینید سن و سانه را به هم پس شما فضا را باز میکنید مرکز شما کارگاه سن خداوند میشه بنابراین در اون کارگاه یعنی فضای باز شده هم سون رو میبینی آفرید آفریدگاری رو میبینی آفریدن رو میبینی و هم سانه رو سانه و شما یکی میشین هم آفریننده رو میبینین برگ تن بی برگی جان از زود این بباید کاستن آن را فزود شما میدونین که اگر چیزی به مرکزتون بیاد از ذهنتون این برگ تنه برگ من ذهنیه ولی اگر برگ تندارین جانتون بی برگ در غزل هست برگ منت هست یعنی نوای منت هست میخوام بگیم نوای منت هست که به وسیله اون بیا بالا بیا به گلشن این چیه؟ تمام این صحبت ها این برای این است که شما متوجه بشین که برگ تن هر چیز که ذهنتون نوا قلمداد میکنه و شما قبول میکنین یعنی جانتون بی برگ یعنی این برگ نیست با اون نمیتونیم بریم پیشش این به باید کاستن یعنی برگ تن رو باید بکاهیم اندازه من ذهنی رو بکاهیم خواستن زندگی از چیزها رو بندازیم دور یا کم کنیم کم کنیم کم کنیم به خودمان حالی کنیم که از چیزها زندگی نخواهیم اینا رو نیاریم مرکزمون این به باید کاستن آن را فزودن یعنی برگ جانو که برگ بی باید افزایش بدیم مشتری ماست الله هشترا از غم هر مشتری هم برترا در بیت سوم داشتیم گر نخریده از جهان را زغم مجد چرا داد خدا کشترا با خوندن این ابیات شما شاید بهتر متوجه میشین یا قبول میکنید موضوع پذیرش شماست متقاعد کردن شماست که خودتون خودتون رو متقاعد میکنید که هر گونه غم در جهان توهم ذهن و بیجاست غیر لازمه ضرورتی نداره بی ضرورت گرخوری مجرم شوی هیچ غمی در جهان ضرورت نداره بیهوده است ساخته ذهن برای همه میگه که غم های جهان رو خریده پس این جهان باید بی غم باشه تا زمانی که غم هست توهم ذهن انسان ها هم هست ما باید این ابیات پخش کنیم مردم بخونن از توهم ایجاد غم و غم افزایی بیرون بیان شما حواستون به خودتونه باید از خودتون بپرسید من مردم رو تحریک به غم میکنم خشمگین میکنم میترسونم ناامید میکنم کوچیک میکنم به گذشته میبرم با آینده میبرم از آینده میترسونم حسادت میکنم پشت ازشون حرف میذارم کوچیک میکنم چیکار دارم میکنم از خودتون بپرسید اگر میبینید که این کارها همه مال من ذهنیه و منجر به درد میشه نکنید اگر درست دقت کنید خواهید دید که تمام اعمال من ذهنی شما جهتدار شده برای ایجاد درد هیچ کاری نیست که شما انجام بدیم با من ذهنی به درد منجر نشه و بیشتر مردم دوست دارن درد و دوست دارن شما سوال کنیم ما چرا درد و دوست داریم چرا غم و دوست داریم مشتری ماست الله اشترا از غم هر مشتری هم برترا پس ما هر چی که داریم میفروشیم به خداوند دنبال مشتری انسانی نیستیم شما دنبال مشتری انسانی نیستیم که خودتون رو بفروشین تمام همانیدگی ها و غم های ما رو خداوند خریده است در زم شما میدونین هیچ انسانی نمیتونه دردهای شما رو از شما بگیره شما بالاخره ممکنه سنتون برسه به هفتاد هشتاد یا با غمهاتون بمیرین یا بالاخره به این نتیجه برسید که خودم باید یک کاری بکنم هیچ چیز نمیتونه به شما کمک کنه مگر خودتون حالا اگر خودتون بخوایم به خودتون کمک کنید اون موقع مولانا هم کمک میکنه صحبت های منم کمک میکنه ولی اگر خودتون نخواهیم به خودتون کمک کنید هر هم که من سعی کنم مولانا سعی کنه حتی خداوند سعی کنه به هیچ جا نمیرسه بنابراین شما از فکر و خیال مشتری های معمولی باید بیرون بیاین نه تو اعتینا کوسر خانده ای پس چرا خوشی و تشنه مانده ای یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل بر تو خون گشته است و ناخوش ای علیل توبه کن بیزار شو از هر عدو کونه دارد آب کوسر در کدو اینا رو میدونم میدونید ولی در این طرحی که برای شما تهیه کردیم دوباره میاریم شما بدونین که وقتی میگه تو برگ منو داری و شما ازش باخبرین یا بیخبرین چرا باخبرین چرا, باخبرین؟ چرا بیخبرین اگه باخبرین این بیتها رو به خودتون تلقیم میکنید اگر خبرین یه بار میخونید یادتون میره شما اگر با خبر باشید وقتی حسادت میکنید روان نمیداری موفقیت یا خوشبختی رو یا خوشی رو به یکی دیگه فکر میکنید از شما کم میشه یادتون رفته که خداوند کوسر رو بینهایت فراوانی خودش رو به همه انسان ها داده و اگر تو ازش استفاده نکنید ضرر میکنی. شما اگر این کوسه رو بذاری کنار و بخوای حسادت بکنی تنگ نظری بکنی روانه داری به یکی خودت ضرر خواهیدید دید همون رو تجربه خواهی کرد یعنی همون در زندگی شما اجرا خواهد شد بعضی ها میبینین که استعداد دارند آدم های خیلی فرهیخته هستند ولی شکست خورده چرا؟ بال زاغان رو به سوی گورستان میبر شما اگه من ذهنی داشته باشین خیلی باهوش باشیم به ضرر خودتون کار میکنیم هر چقدر هم زرنگ باشیم باهوش باشیم عاقل من ذهنی داشته باشیم بیشتر به خودمون لطمه میزنیم مگر فضا رو باز کنیم آدم زیرک فضا میکنه میگه مگر اینو نخوانده ای که میگه کوسر را به ما عطا کرده پس چرا خوش شدی؟ چرا تنگ نظری؟ چرا خسیسی؟ چرا باغت داره میسوزه؟ پس تو فرعونی یعنی من ذهنی داری و کوسرم مانند رود نیله و معجزه موسی بود که فرعون و فرعونیان از نیل برمی‌داشتن وقتی می‌خوردن خون میشد ما هم چون فرعون هستیم آب زندگی به جای زنده شد زندگی شدن در ما تبدیل به درد میشه شما ببینید نیروی زندگی در شما تبدیل به درد میشه پس شما من ذهنی داریم فرعونین وقتی تبدیل به درد میشه یعنی میره به همانیدگی ها شما تبدیل میکنی به مسئله سازی دشمن سازی درد سازی مانع سازی و شما علیل شدین حالا میتونی فضا رو باز کنی توبه کنی از من ذهنی خودت رو نکنی میگی من من ذهنیم نیستم و هر کسی که آب کوسر یعنی فراوانی رو نداره هر کسی فراوانی اندیش نیست حتما حسوده و تعیین نظره به شما لطمه خواهد زد شما خودتونم همینطور به اندازه ای که تنگ نظر باشین من ذهنی داشته باشین در زندگی خودتون به عنوان خروب تخریب خواهین کرد بله ما کوسر را به تو عطا کردیم یعنی بی نهایت فراوانیمون و خداوند میگه به تو عطا کردیم هر کی را دیدیز و کوسر سرخ رو او محمد خوست با او گیر خوب تا احب بلله هایی در حسیب که از درخت احمدی با او سیب پس بنابراین میگه که هرچی رو دیدی از فراوانی خداوند سرخ روه در همه جنبه هاش فراوانی خداوند داره کار میکنه فراوانی اندیشه به طور کلی او خوی محمدی داره باش خوب بگیر تا و این میدونین که احبالله یعنی دوست داشت برای خدا اون شخص برای خدا دوست داره یعنی در درونش هوشیاری روی هوشیاری منطبق فضا گشوده میشه اون فضای گشوده شده است به خاطر خدا دوست داره نه به خاطر دلایل ذهنی و از درخت زندگی از درخت یکتایی میوه با اوست یعنی خداوند در او میوه میده اینا همه میخونه با اون عبیاتی که خونده اید قبض دیدی چاره ای آن قبض کن زان که سرها جمله میروید زبون بست دیدی بست خود را آب چون برایت میوه با اصحاب پس از بست تو از فراوانی اندیشی تو درخت زندگی در شما میوه میده که سیب یعنی میوه در هر جهتی که شما فراوانی اندیش میشین میوه خوشمزه از اونجا به دست میاد بله هر کی را دیدی ز کوسر خوشلب دشمنش میدار همچون مرگ و تب گرچه بابای تو است و مام تو کو حقیقت هست خون آشام تو بله مام یعنی مادر هر کی را دیدی که از فراوانی زندگی خوشلبه نداره حسوده بد مردم میگه اصلا هر کسی بدگویی میکنه انتقاد میکنه تنی نظره شما ازش فرار کنید مولانا میگه برای اینکه اگر کسی در درونش فضا را باز نمیکنه و با این فضا گشایی بی نهایت فراوانی خداوند رو تجربه نمیکنه اون به درد شما نمیخوره حتما به شما لطمه خواهد زد شما هم اگه حواستون به خودتونه بگید من اگه حسادت میکنم تنگ نظری میکنم روانه می‌دارم دارم یکی موفق میشه ناراحت میشم یه اشکاری دارم باید برم خودم معالجه کنم بدون اینکه که صداشو در بیارم یه چیزی بگم از روی حسادت دارندگی و برازندگی اینا رو نمیگم انتقاد نمی کنم عیب جویی نمی کنم. عیب نمیگم بد مردم ها نمیگم اینا مغایر برگ منت هسته زندگی به شما میگه که نوای منو داری ما داریم از نوای او صحبت میکنیم شما تشخیص بدین که چه نوای او رو دارین چه ندارین اگر از کوسر خوشلبین فراوانی زندگی رو تجربه نمی شما به خودتون بگید من من ذهنی دارم من در مرکزم همانیدگی دارم مرکزم درد دارم منو چشیده به خصت خصت خاصیت خداوندی نیست خاصیت علس نیست من باید رو خودم کار کنم به هیچ چیز نگیر رو خودتون کار کنید لازم نیست به کسی بگیر خودتون میدونید ولی بدونین چشکال دارین نیایین این در گیرودار ماجرا ماجرا یعنی بساتی که من ذهنی برپا کرده حوادثی که به وجود میاره و تمام با تمام این حوادث شما همانیده این و حرکت میکنین یکی از شما تعریف میکنه به شما توجه میکنین بهش روی شما اثر داره یکی بعد شما رو میگه یکی رو میبینیم موفق رو شما اثر بد میذاره این چیه ماجراست ماجرا یعنی حوادث جهان به وجود میاد که همه این حوادث شما رو میرانه حوادث میرانه این ماجراست حوادث موجودات ذهنی هند. اگر موجودات ذهنی شما رو اداره میکنن شما در ماجرای ذهن هستید امروز میگه از ماجرا بیرون بپرم اگر شما غرق ماجرا هستید و در اونجا کوسر یادتون رفته بپریم بیرون و ذهنتون رو ببینید این ایتها رو بخونید میگه هر کسی که از فراوانی ایزدی به محروم باشه یا خودشو محروم کرده باشه مثل مرگ تب بدونید اونو حتی اگر پدر مادرتونه حتی اگر پدر مادرتونه اونا دشمن خون آشام تو هستن معنیش این نیست که ما دشمن پدر مادرمون باشیم منظور اینه که اینا اثرات بد روی ما میذارن ما که نمیتونیم از پدر مادرمون جدا بشیم و فرار کنیم بریم باید بدونیم که ارتعاش خصت تنگ نظری روی ما اثر بد میذاره بخونید این برگ خداوند نیست برگ منت هست تا از برگ او استفاده نمی نکنیم که برگ او برگ بی برگیه ما نمیتونیم بریم به گلشن توجه کنیم ما گیر افتادیم ما در ماجرای زندگی و ماجرای همانیدگی ها گیر افتادیم ما درون زندان یه زندان دیگه درست کردیم توجه میکنید او درون دام دامی می نهد جان تو نه این جهت نه اون جهت ما به عنوان هوشیاری افتادیم تو تن تو این تن اومدیم ذهن درست کردیم داخل اون گیر افتادیم باید یه جوری چاره کنیم امروز میگه بله باید فضا رو باز کنی و و برجو رو ببینی برجو همین ناس که داریم میگیم تازی کردم ناس بر فرق سرد تو اتیناکه که آویز برد خوندم اینو تاج گرامی داشت خداوند که او در ما به خودش زنده میخواد بشه و خاصیت او بینهایت اونه و ابدیت اونه این دوتا رو میخواد در ما زنده کنه پس گرامی داشته ما رو و در عین حال بینهایت فراوانیش رو به ما داده شما ازش باید استفاده کنید این دوتا برگ ماست توز کرمنا بنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی ما از اینکه او ما رو گرامی داشته شاه هستیم اگر ما شاه هستیم چرا اینقدر نوکر همانیدگی ها شدیم بنده همانیدگی ها شدیم چرا همانیدگی ها ما را میرانند و اداره میکنند ما را زریل کردن همانیدگی ها درد, درد, ایجاد کردن چرا ما متوجه نشدیم که نباید از کسی توقع داشته باشیم گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی کس چیزی نخواه مخواه اگر ما با زنده شدن به بینهایت خدا شاه هستیم چرا خودمون اینقدر کوچیک کردیم در ذهن میگه هم در خشکی میتونیم راه بریم پس بنابراین الان در خشکی هستیم ذهن هستیم میتونیم فضا را باز کنیم سوار هوشیاری بشیم بریم 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 برسیم به دریا در دریا دریا یکتایی هوشیاری همیشه روی هوشیاری سواره مثل ماهی هستیم که یعنی باید بخزیم یه جوری برسیم به دریا در اونجا دیگه شناور بشیم و این هم میدونین این هم برگ ماست باره ما فرزندان آدم را بس گرامی داشتیم خداوند ما را گرامی داشته در ما میخواد به بینهایتش زنده بشه و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها سوار کردیم در خشکی یعنی در زن فضا رو باز میکنید هوشیاری رو میبینید و سوار خوشیاری میشید یعنی اون میشین حضور ناظر میشین در دریا هم سوار همون میشین و ایشان رو از غذاهای پاکیزه که فضا رو باز میکنین غذای نور میگیرین همانیدگی ها رو نمیخورین غذای ذهنتون رو نمیخورین و آنان را بر بسیاری از آفریدگان برتری بخشیدیم شما میبینین که ما اتفاقا اگر برتری ما وجود داره نسبت به جماد امروز میگو مرمر و سنگ و اینا و نباد هوشیاری درختی و حیوانی از, از اینا برتریم چرا برمیگردیم می میریم به این حالت ها اگر برتریم ذهن پایگاهی است که باید از اینجا بپریم مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش چون بدیدی صبح شم آنگه بکش یه دفعه میپریم شما میتونید از روی همان دیگه بپریم چرا فضا رو باز میکنین جذب میکنه اون جذب می... یه دفعه میپریم از روی همه همان دیگه دیدین صبح شد شب تمام شد یعنی از طریق همان دیگر نمی بینین دیگه این چراغ ذهن رو خاموش کن چراغ روشن شده بر اساس مرمر رو خاموش کن و این سه بخونیم دوباره چون به من زنده شود این مرده تن جان من باشد که رو آرد به من من کنم او را از این جان محتشم جان که من بخشم ببیند بخششم جان نامحرم نبیند روی دوست جز همان جان کسل او از کوی اوست و شما ببینید وقتی از لب او ارتعاش میاد و شما چیز ذهنی رو نمیاریم به مرکزتون فضا رو باز میکنین این جانتون میجنبه وقتی جانتون میجنبه در واقع خود که به سوی خودش میره فضا رو باز میکنین جذب میشین جنس الست شما داری میری به سوی خود زندگی داری میریم به سوی وحدت بنابراین این جان جدید شما رو بزرگ میکنه دارا میکنه صاحب حشمت میکنه و همین جانی که الان شما بهش زنده میشین با فضا بخشش خداوند رو میبینه اما اگر فضا رو ببندید این جان نامحرم جان من ذهنی جان مرکز مرمره روی خداوند رو نمیبینه جان نامحرم نبیند روی دوست فقط همون جان میبینه که از کوی اوست این جان هم وقتی فضا رو باز میکنین وقتی خودش به خودش زنده میشه وقتی خودش روی خودش سوار میشه وقتی جدا میشه از ذهن وقتی ذهن رو میبینه به امان حضور ناظر روی خداوندم میبینه پس شما اجازه میدین که او بدمه در ما فضا رو باز میکنین او میدمه در دمم غصاب بار این دوست را تا هلت آن مغز نغزش پوست را پس ما یه مغز نغزی داریم که همون الست ماست جنس زندگی ماست اگر شما فضا را باز کنید این نفخت و فیه فیه رسیده است که ما اون بیت دائما میکنیم که دم او جان دهدد روز نفخت و به پذیر کار او, او کنفه یکون است نه موقوف علل نه موقوف علل دم او میدمه فضا رو باز میکنید او میدمه چه جوری مثل قصاب این دوست یعنی شما رو خداوند شما رو مثل قصاب میدمه تا این پوست من ذهنی رو از شما میکنه او نمیکنه شما با مغز نغزتون به صورت حضور ناظر همانیدگی ها رو به صورت پوست و بی اهمیت میبینید تفاوت جدی نیست تفاوت بازیه الان تفاوت در من ذهنی جدیه پس بنابراین هر کدوم از ما مغز نغزی داریم که همون برگ ماست که اگر اجازه بدین او یه کمی بدمه این مغز نغز در هر کسی که حواسش به خودشه پوستو میبینه پوستو رها میکنه پس شما همه همانیدگی ها رو به این ترتیب رها می کنین. گفت رو هر که غم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید پس هر کسی غم دین الان در این لحظه بر بگزینه انتخاب کنه پس فضا گشایی میکنه اگر فضا کنید و چیزهای ذهنی نیاد به مرکزتون هیچ غمی دیگه شما رو تهدید نمیکنه هر کسی غم دین رو بر بگذونه یه غم فقط فضا گوشایی غم دین یعنی فضا تبدیل به او طلوع آفتاب زندگی خداوند از درون ما اجرای کرمنا که میگیم او ما را گرامی داشته اجرای کوسر بی نهایت فراوانی شما فضا را باز کنید و هیچ همانیدگی در مرکز شما نمونه شما رواداش خواهید داشت متوجه میشین شما که میخواستین هیچکس موفق نشه دارین کمک میکنین همه موفق بشن عجیبه نه همون آدم هستین قبلا تنگ نظر میشین الان میگین هر کسی که موفق میشه بشه و چقدر خوبه استدلالم نمی نمیکنید. ذاتتون اینطوری ایجاب میکنه در فضای من ذهنی من ذهنی ایجاب میکنه ما جلوی موفقیت دیگران رو بگیریم نمیتونیم ببینیم ما چون خودمون شاد نیستیم غم داریم شادی رو نمیتونیم ببینیم نمیتونیم ببینیم مردم خوشحال است این گرفتاریه گرفتاری بزرگی؟ حتی خوشحالی رو به خودمون هم روا داریم ما خنده مصنوعی میکنیم باید ما رو بخندونند باید پذیرایی کنند باید جوک بگند حرف های خنده دار بزنن ما یه ذره بخندیم بعد دوباره حالمون گرفته بشه یه یه خود خندیدیم در حالی که شما باید همیشه خندان باشین ما میگیم اگه خندان باشیم یه ضرری به ما میخوره یه جایی اتفاق بدی میافته چرا بخندیم نباید بخندیم میگه خداوند دائما خندانه شما بیاین فقط این غم رو داشته باشین غم یعنی منظور شما یه, یه منظور دارین در زندگی اونم تبدیل شدن به خداونده تمام شد رفت هیچ غمی دیگه شما رو تهدید نمیکنه خود من جعل الهموم هم من از لفظ رسول خوانده هستم خود من جعل الهموم هم من از لفظ رسول خوانده هستم شما هم خوانده این از لفظ رسول یعنی از این حدیث هر کس غمهایش را به غمی واحد محدود کند که این غم فضا خداوند خداوند های دنیاوی او را از میان میبرد و اگر کسی های مختلفی داشته باشد یعنی تعداد زیادی همانیدگی داشته باشد هر کدوم یه غم بش بده خداوند به او اعتنایی نمیدارد چون ما به او اعتنایی نمیداریم دایمن یه چیزی در مرکز من هست بنابراین خداوند به او اعتناعی نمیدارد که در کدوم یا کدامین سرزمین حلاک کرده خلاصه یکی از این یا دو تا از این همانیدگی ها اینقدر غم میدن به ما ما رو حلاک میکنند شما میدونین که همانیدگی بالاخره ما رو میکشه توجه میکنیم مانیدگی هرس داره ضعف داره سلطه داره درد داره شما اگر آدمی هستین که ضعیف شدین به لحاظ های مختلف غم و دردتون زیاده شما همانیدگی زیاد دارین بخونید شما تمام این دردها رو تبدیل به یه درد بکن حالا دیگه درد نیست اون منظوره غم فضاگوشایی غم دین دین واقعی دین واقعی یعنی وحدت مجدد دین یعنی چی؟ برای چی اومده دین؟ برای این اومده که گفتن اون به وجود آورنده ادیان می که انسان ها در ذهنشون گیر افتادند این هم حدیثه دیگه این از زبان حضرت رسوله این هم دینه میگه شما بیایین تمام این غمهای رو که همانیدگی ها ایجاد کردند بذارین کنار تبدیل کنیم به فضاگشایی یه غم غم دین که بیت قبل بود گفت رو هر که غم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید اینا ابیات بسیار مهمی هستند که اگر همین یه بیت شما رو میتونه نجات بده اگر درست بفهمید اجرا کنید نه شما دینی هستین بیاین از این استفاده کنید این دیگه از زبان حضرت رسوله در این میگه پراکنده شدن در همانیدگی ها دردهایش زیادی به شما داده این دردها رو شما رو عدیل کرده شما اون برگ اصلیتون نوای اصلیتون جنسیت اصلی رو از دست داده اید فراموش کرده اید بیاین اون زنده کنید گفت این عدم رو شرح کنید فضا کنید شما فقط این درک داشته باشید اون چیزی که ذهنم نشون داده مهم بوده اومده مرکز من اینا مهم نیستند فضاگشایی و غم دین مهمه پس بنابراین دو راه داره یا فضا را باز میکنم همه این غم ها از من بریده میشه به زندگی زنده میشم یا در یکی از اینها از پادر میام کدوم انتخاب میکنید خب واضحه که نباید از پادر بیاین دیگه در هر سنی هم گفتیم شما میتونید این کارو بکنید گفت پیغمبر خداش ایمان نداد هرچی را صبری نباشد در نهاد پیغمبر فرموده که کسی که صبر نداره در این فضاگوشایی و شناخت همانیدگی ها حفظ حضور ما فضا را باز میکنیم فورا ذهن میبنده دوباره باز میکنیم دوباره میبنده و صبر کنیم و صبر کنیم تا این تبدیل صورت بگیره صبر کنیم مقداری انباشتگی حضور در مرکز ما بیاد تا ما بتونیم به صورت حضور ناظر به ذهنمون نگاه کنیم عجله نکنیم ما در داستان درغت میکنیم چون میخونیم چون درغت عجله میکنه من ذهنی دائما عجله داره به چیزی که فکر میکنه حضوره و زندگی برسه اصلا استرس که میگیم استرس اینقدر بده استرس شکافه بین اون چیزی که ذهن میگه اینجاست ولی خودش اینجاست میگه اینا چه جوری میتونم ببندم سریع برسم بهش ولی چون نمیتونه ببنده میخواد بپره نمیتونه بپره به اون چیزی که میخواد زود برسه در نتیجه در درون تونتون فکر میکنه فکر کنه دونتونتون دون فکر کنه و ذهنش رو فعال کنه زودتر به اونجا میرسه و این استرس ایجاد میکنه و بدن رو خراب میکنه اگر این شخص صبر داشت و به زمان غذا و کنفکان میل میکرد اگر شما فضا رو باز کنید به زمان غذا و کنفکان میرسید می این،, یعنی این گل باید باز بشه خودش باز میشه و عجله من که زودتر باز نمیشه منم مثل گل و صبر کنم باز بشم اما بیشترین سعی خودم رو میکنم سعی منم در فضاگشایی و صبر کار و صبر کار و پرهیزه کار و نیاوردن چیزا به مرکزمه کار و حواسم به خودمه من ذهنی میخواد حواست رو پرت کنه ببینی دیگران چی کار میکنند من ذهنی میخواد منو تحریک کنه از دیگران تقلید کنم میخواد منو به به راههای قبلی من صبر میکنم فضا رو باز میکنم نمیرم پرهیز میکنم صبر و پرهیز و شکر که زندگی به من این امکانو داده و من از این امکان استفاده کنم زندگی به شما امکان های داد امروز شعرش رو داشتیم گفت از خطر رهیدی استفاده کن و شوک استفاده از این امکانه بیادبی استفاده نکردن از این امکانه عدم سپاسگزاری عدم قدردانی استفاده نکردن از این امکانه که بله بله رسیدیم به این بیت سوم دوباره گر نخریده از جهان را زغم مجده چرا داد خدا را پس جهان را از این نقطه چین ها خریده جهان را از این نقطه چین ها که هر گفتیم همانیدگی یه دردی هم داره خریده شما مرکز رو عدم میکنید و رها میشین بله اجازه بدین یه کمی هم الان خیلی سری راجع به این تصاویر صحبت کنیم که روی اینا ما یه مراقبه بکنیم گفتیم لال لبش داد کنون مرمرا آن چطرا لال کند مرمرا گلبون خندام به دل و جان بگو برگ مند هست به گلشن برا الان این دو بیت رو دیگه شما خیلی خوب میفهمید میبینین که این مرمر چجوری ایجاد شده مرمر پس از ورود به این جهان ما با چیزهای آفل همانیده شدیم و تعداد زیادی نقطه چین در اون مرکز به عنوان همانیدگی گذاشتیم گفتیم هر همانیدگی هم درد خودشو داره پس با دردام هم همانیده شدیم الان افتادیم توی ذهن و ذهن مسلط به ماست به طوری که من ذهنی ایجاد کردیم و بی اختیار از این فکر به اون فکر می پریم و فکر می کنیم تونتون فکر بکنیم مسائلی رو که به این ترتیب ایجاد کردیم میتونیم حل کنیم یکی از مشخصات این جور همانش داشتن مقاومت و قضاوت مقاومت معنیش این است که این چیزی که ذهن نشون میده برای من مهمه و باید بیاد به مرکز من و قضاوت هم یعنی اینکه این اتفاقی که الان میفته چه ذهنم نشون میده این بده یا خوبه این سیستم کار من ذهنی است که نسبتا ساده هست من ذهنی دائما میخواد برای اینکه چیزها در مرکزشه و فکر میکنه که اگر مرتب بخواد هرچی بیشتر بهتر بهتر میتونه به زندگی برسه پس این همون مرمره ولی میگه زمانی رسیده که در این لحظه اکنون خداوند یک ارتعاشی میفرسته به شرط اینکه ما فضا رو باز کنیم این مرمر رو این من ذهنی رو نرم میکنه و تبدیل میکنه و یکی از مشخصات این من ذهنی به این ترتیب چید میبینید درد غم مثلا عمدهترینش ترینش ترس ببینید همه ما میترسیم ولی یه دفعه میبینید که خداوند دائما خندانه کسی که خندانه نمیترسه ذات خداوند خندانه پس ما هم باید خندان باشیم به دل جان ما گفته که برگ منت هست برگ منت هست خاصیت منو داری سرمایه منو داری میبینی سرمایه را این پوشونده من ذهنی سرمایه نیست من ذهنی نکبت یک آرزه هست انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است این یه مرض یه مرض مصری هم هست اینا رو خونده ایم از پدر و مادرها و بچهشون سرایت میکنه و بچه ها من ذهنی پیدا میکنند و الان میبینیم که من ذهنی اگر شدت پیدا کنه به این ترتیب یواش زندگی رو تبدیل میکنه به مانع مسئله و دشمن پس این برج یا سرمایه زندگی که همون هوشیاری بود از بین رفت از بین نرفت البته پوشیده شد و جذب همانیدگی ها شد اینو میگیم افسانه من ذهنی و بیشتر مردم اینطوری هستند و اگر به اینجا برسیم ما به طوری که نیروی زندگی رو تبدیل به مانع مسئله و دشمن بکنیم و دائما قضاوت و مقاومت داشته باشیم و چیزهای آفل و دردهای اونها رو در مرکز داشته باشیم میرسیم به یه چیزی که اسمش رو گذاشتیم پندار کمال هر کسی در درون خودش خودش رو به عنوان کامل میدونه من ذهنی خودش رو کامل میدونه و میرسیم به مثلثی که قاعدش پندار کماله ولی کامل دانستن خود به صورت من ذهنی میگه یه مرزه و بدتر از این مرز برای انسان وجود نداره علتی بد طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود لال ای انسان ای انسانی که دوچار فریب هستی لحظه به لحظه خود تو فریب میدی مرضی بدتر از این که تو خودتو کامل بدونی کامل بدونی کسی که خودشو کامل بدونه نمیخواد چیزی دیگه یاد بگیره میل به یادگیری نداره از طرف دیگه ناموس داری و درد داری و بدتر از این مرضی وجود نداره شما پندار کمال رو در خودتون باز بینی کنید و همینطور وقتی من ذهنی شدت پیدا کنه ایجاد ناموس میکنه ناموس حیثیت بدلی من ذهنیه کرده هر ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید پس بنابراین حیثیت بدلی من ذهنی به اندازه صد من آهم وزن داره به طوری که انسان بی میشه نمیخواد چیزی یاد بگیره و اگر بهش بگن که بلد نیستی و اشتباه میکنی زندگی خراب میکنی بهش بر میخوره تقریبا تمام نصیحت ها و همین اشعار مولانا به من ذهنی بر میخوره برای همینی که خیلی ها هستن که از این مولانا بدشون میاد برای اینکه این بیت ها به شما میگن که شما کامل نیستید اگر شما حس میکنید کامل هستید اشکال دارید مریضید باید این مرض رو مراج... معالجه کنید و میبینید کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید هر کسی که پندار کمال داره حیثیت بدلی داره دردم داره یادمون باش این خیلی مهمه بدونید شما اگر نمیدونید یا میدونید بهتر بدونید هر همانیدگی درد خواهد داشت برای اینکه اصول زندگی نیست که ما با چیزی یا کسی همانیده بشیم و اونو بذاریم مرکزمون به عنوان خدا مرکز ما فقط مال خداست اصلا اینقدر بیت است اینقدر درس است در مولانا که داره میگه پس از یه مدتی مرکز ما باید عدم بشه و ما شروع کنیم به فضاگوشایی به طوری که هیچ همانیدگی در مرکز ما نمونه و شما میدونین که حالا نمیدونین بدونین هر همانیدگی یه درد ایجاد میکنه شما به عنوان زن یا مرد اگر کسی را ورانداز میکنین میگین که به 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 عجب شخصی این من اینو در نظر بگیرم و ورانداز کنم و یواش یواش میبینین که ظاهرا ذهنتون داره عاشق میشه ولی ذهنتون نمیتونه عاشق بشه دارین همانیده میشین هی فکر میکنید به 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 چقدر زیباس چقدر خوش چقدر خوش رفتاره نمیدونم یواش یواش میبینین خاصیت های خوبش دارین نسبت میدین و اون داره به عنوان تصویر ذهنی میاد مرکز شما شما از حالا بدونید خوب بدونید این کار همانش درد خواهد داشت دردهای زیادی خواهد داشت قدقن این کار از نظر خداوند قدقنه این عشق نیست این همانیدنه در واقع شما دارین حس و هویت تزریق میکنیم به عنوان امتداد خدا که آفرین است به اون شخص اون داره از بیرون میاد تا حالا نبوده شما اگر سه روز این حرف این فکر رو بکنید روز چهارم میبینید که ای خوابتون نمیبره آقا نمیخوام دیگه نمیخوام نمیشه الان دیگه سخت شد اینو در آوردن بی اختیار داریم فکر میکنید یه ذره پیشرفت کنید میبینی حسابی همانیده شدید از اون شخصم اطلاع نداره شما همانیده هستید شما هستید این کار رو میکنید توجه کنید شما آفریننده هستید شما به عنوان امتداد خدا دست به سون میتونید بزنید و این سونه، شما سن رو بر ضد خودتون به کار میبرید عوض اینکه فکر جدید به آفریندید فضا رو باز کنید از خاصیت سون برای انقباز استفاده میکنید درست میزن که از نیروی خداوند برای بدبختی خودمان استفاده میکنیم آخه چرا این کاره میکنید شما فرض کنید که خداوند تمام نیروش رو در اختیار ما گذاشته شما با من ذهنی برای انقباز برای ایجاد غم و تخریب میتونید استفاده کنید که میکنید که خودتون این کار کردین برای آفریند است میتونید خودتون رو از این غم رها کنین دائما شادی آرامش فکر جدید راه حل جدید در جهان ایجاد کنید آ... آسایش قدرت عمل هدایت عقل چیزهای زیبا در جهان ایجاد کنید کدوم رو میخوایم بکنید چرا باید درد ایجاد کنید نذارین بیاد مرکزتون همانیدن عشق نیست شما فکر نکنین عاشق یکی شدین اگر با من ذهنی به کسی علاقه من میشین شما تصویر ذهنی رو بیارین مرکزتون درست میزنید که با یه ارتباط نامرئی این من ذهنیتون یه چیزی رو آورده مال خودش کرده هی hey, این من ذهنی چیزها رو میخواد به خودش بچسبونه مال خودش بکنه مال منه تو مال منی تو مال منی یعنی چی؟ یعنی درد توجه کنید پس بنابراین مولانا میگه در تج جو هست سرگین ای فتا گرچه جو صافی نماید مر تو را من اینها را هر هفته میخونم اصلا این قسمت برنامه کل درس مولانا رو در خودش داره زیر ظاهر آرام شما درد هست ای جوان که میبینید مرتب بالا میاد یه چالشی این آبو به هم میریزه کسافت میاد بالا شما میبینید غم و غصه حالمو به هم ریخت احوالمو خراب کرد روزمو خراب کرد آقا کسی که فضا باشه روزش خراب نمیشه که ما در مصنوی میخونیم فضا و حزم ملتوی حزم ملتوی توجه میکنین حزم ملتوی, ملتوی یعنی پیچ در پیچ متفاوت ان رسیدیم امروز میکنیم فضا و حزم ملتوی فرض کنید شما مثل میزنم از ادارهتون دارین میرین بیرون همه موقع ببینین که هم کارتون زنگ میزنه یا منشیتون زنگ میزنه میگه فلانی اینقدر بدهکاری میگه نمیدم خب این یه چالش میخوام برین ناهار مثلا میخواین از پارکینگ میایم بیرون حواستون پیش بدهکاری اون شخص یه دفعه ببینین سری اومدی بیرون یکی ترمز کرد و یه فوشی به شما داد که میگه کوری این هم یه چالش خب این چالش با اون فرق داره درسته <applause> شما میرین غذا به قریب میرین که رستوران نشست این طرف آوردی آش سرد و گذاشت جلوتون و مثلا یه غذا سفارش دادین یکی دیگر آورد اشتباه کرد ای یه چالش خب شما اگر نتونیم فضا گشایی کنید میبینید چیزهای متفاوتی پیش میاد همون موقع همسرتون زنگ میزنه شروع میکنه به گله کردن چرا این کارو کردی حزم ملتوی فضا و حزم ملتوی یعنی پیچ در پیچ مرتب چالش های مختلف میاد اگر درد داشته باشین نمیتونید فضا نکنین یعنی ش... خب نمیده فضا رو باز پول رو نمیده پارکینگ میاید حواستون به پارکینگ رانندگی الان که الان یکی شاید من دارم میان بیرون یکی به صورت داره رد میشه در رستوران هم یکی اشتباه میکنه همسر شما ممکنه الان عصبانیه به سر شما میخواد داد بزنه برمیگردین اداره رئیستان میگه که فلان کارو چرا اینطوری کردی خب چیکار میخواد بکنه حزم ملتوی حزم پیچ در پیچ پیچیده است این قضیه شما در ماجرا هستید ماجرا مسائلی است که من ذهنی درست کرده اگر شما فضا ها نباشین فضا ها نباشین فضا جیج جیج میشین با من ذهنی اولی رو تحمل میکنین دومی رو نمیتونید تحمل کنید جوش میارین و موقع قلقل و تاق و ترمب و گیردار گیردار که نمی بینم منو معذور دار اولین چالش آدم کور میکنه نسبت به مرکز آدم جوش میاره آدم دومیش دیگه رفته به دنده خشم که در شهن شما نیست در تک جو هست سرگین ای گرچه جو صافی نماید مر تو را بله ولی حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق امبساد خداوند به ما گفته شما فقط میتونی منبسط بشی منقبض نباید بشی تمام شد رفت دیدی اونجا هم انبساد و تعمل جدید انبساط تعمل جدید این یه چالش دیگه است درسته فضای من ذهنی فضای ایجاد مسئله چالش درد مانع توجه میکنین شما روزی ده تا کار داریم به ده تا اداره میگین نه تا میگه نمیشه مانع چیکار میخوای بکنی با هر نقطا میخوای بجنگی فورا از بین میری در مقابل هر نهتا فضاگشایی تا راه حل پیدا بشه فضاگشایی فضاگشایی تحمل حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق انبساد پس بنابراین یه مثلث دیگه داریم به نام مثلث فضاگشایی یا غذا و کنفکان که قاعدهش فضاگشایی است یه زلش میگه نمیدانم دانش ذهنی من ارزش نداره سون ارزش داره توجه کنین نریم به سبب سازی این مسلس چی میگه؟ این مسلس میگه شما به لحاظ ذهنی که مایه سبب سازی چیزی نمیدانید بی ارزشه برای اینکه چالش ها جدیدند شما با سبب سازی ممکنه یه چیزی رو حل کنید ولی اون حل کردن واقعی نیست پس شما میای میگین چون ملایج گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا مانند فرشتگان بگو ما را دانشی نیست تا جز آنچه به ما آموختی دست تو را بگیرد یعنی به شما به خداوند با فضا و فضاگوشایی میگین که من به لحاظ ذهنی چیزی نمیدونم الان میخوام به سن دست بزنم به من کمک کن چی کمک میکنه به شما غذا و کنفکان درسته میرسه به خداوند زندگی قضاوت میکنه و با بشو و میشود درون شما و بیرون شما را درست میکنه درون شما باید عدم باقی بمونه هر کدوم از اون چالش هایی که در مثال حالا گفتم یه مثال میتونه مرکز شما را جسم کنه شما را منقبض کنه اگر شما منقبض شدید کارتون تمام شد دیگه افتاد چنگ درد درد پس از درد چهار بودتون از کار میفته نمیتونید از جسمتون از فکرتون از هیجانتون از جانتون استفاده کنید پس چون, چون ملایک کو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علم تنا این یه بیت دیگه است که شما میتونید حفظ کنید بله این مانند فرشتگان بگو خداوند ما را دانشی نیست جز آنچه خود به ما آموختی بله گفتم منزهی تو ما را جز آنچه خود به ما آموخته دانش نیست آیه قرآن توی دانای حکیم هر لحظه با فضا میگی توی دانای حکیم ما الان فضا را باز کردیم فرشته شدیم توجه کنید که من ذهنی با شیطان یکیه فضای گشوده شده با خداوند یکیه وقتی فضا را باز کردیم از جنس فرشتگی شدیم داریم میگیم ما دانشی نداریم ما دیگه از جنس من ذهنی نیستیم تو الان با صنعت کار درست کن و دست به سن میزنید و تو میگی توی دانای حکیم ما چیزی بلد نیستیم بله سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید در مقابل انقباضات من ذهنی که خاصیتش انقباض و ایجاد درد و دیدن بر حسب همانیدگی هاست ما امکان فضاگشایی داریم و دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل این شکل و این بیت مهمه برای اینکه شما الان متوجه میشین که دو تا دم وجود داره یکی موقع انقباز ما از دنیا میاد یکی با انبساط ما از طرف خداوند یا زندگی میاد اون دمی که از طرف زندگی میاد به قول این بیت به ما جام میده و متکی به یه آیه قرآن که میگه برو این آیه نفخت رو بخوان که وقتی ما رو به وجود میاره برای به وجود آوردن و ادامه حیات به ما میدمه هر لحظه زندگی به ما میدمه همیشه این لحظه هست و او میدمه شما باید بذارین او بدمه دم او جان دهدت روز زنفق و به پذیر این کار با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز صورت میگیره و کار او میگه بشو و میشود و موقوف سبب سازی ذهن نیست موقوف علل یعنی وابسته به سبب سازی ذهنی شما نیست پس بنابراین فضا را باز میکنید یه زلش نمیدانمه بله میدونید یه زلش نمیدانمه یه زلش هم غذا و کنفکانه بعد میرسیم به مسلسی که اسمش فضاگوشایی مسلسی که میتونیم بگیم مسلس واهمانشه در مقابل انقباض من ذهنی که مرکز پر از همانیدگی است ما میتونیم به این بینش برسیم که نباید جسم ذهنی در مرکز ما باشه. بنابراین میشینیم به خودمون میقبولونیم به این درک میرسیم که چیزهای ذهنی که تا حالا مهم بودن مهم نیستند مهم نیستند مهم نیستند هر چیزی که مهم باشه میاد به مرکز ما و شما در درونتون میتونید به این توافق برسین که چیزهای ذهنی مهم نیستن و باید در اطرافشون فضا گشایی کنم و از این فضای گشوده شده خرد زندگی بیاد سونه بیاد درسته این درک که من چیزها رو گذاشتم در مرکزم و این بلاها سرم اومده ما را به اینجا میرسونه که ما به حالت عذرخواهی بیاییم و عذرخواهی ما معادل با فضاگوشایی است عذرخواهی واقعی این است که شما میگین ای زندگی ای خداوند من تا حالا به جای تو جسم گذاشتم از حالا به بعد نمیخوام این کارو بکنم پس لال لبشتاد داد کنون مرمرا آنچه تو را لعل کند مرمرا ای مرمر مر من ای من ذهنی من ل... از لعل لبش داره انرژی میاد ارتعاش میاد منو زنده کنه و خداوند در این لحظه داره به من میگه که من توان اینو دارم خاصیت اینو دارم که از انقباز برم به انبساط به او زنده بشم پس با عذرخواهی و برگشت این لحظه یا فضاگوشهای مرکز عدم میشه متوجه میشم که در من دو تا خاصیت صبر و شکر به وجود اومد شکر یعنی اینکه شما به این درجه تکامل رسیدین که قدر شناسی میکنید از امکانی که میتونید فضا را باز کنید دوباره زندگی رو خداوند رو بیارید به مرکزتون شکر برای این کار و صبر شما درد کردین که دو تا زمان بوده یکی زمان مجازی شما رو به عجله و شتاب و استرس وامی داشت یکی صبر که زمان غذا و کنفکانه شما میگی من کاری ندارم من روی خودم کار میکنم زندگی زمانی داره برای تبدیل من و صبر میکنم این زمان بیاد و در تمام موارد پرهیز میکنم تا چیز جدید به مرکزم نیاد پرهیز از این که چیز ذهنی به مرکزم بیاد درسته یواش یواش که جلو میرین میبینین که این دو تا بیت داره اجرا میشه در شما واقعا به خاصیت زندگی سرمایه زندگی رو علست و در خودتون میبینید و دارین فضا رو باز میکنید این فضای بی نهایت باز شده گرشن خداوند سروستان اونه شما دارین به بینهایت او زنده میشین و دارین میاییم به این لحظه ابدی و ساکن میشین در اونجا میبینین که هر لحظه رو با فضاگوشایی و پذیرش این لحظه به شروع میکنین یواش یواش همون که گفت خداوند دائما میخنده هرچی بیشتر فضا رو باز میکنیم می این شما هم داریم میخندین بی سبب میخندین بی جهت همیشه شادین اصلا ذات ما جنس الست ما دائما شاده و ذوق آفرینندگی در شما به وجود میاد میبینین که برای چالش های جدید دوباره همینطور که گفتم حزم ملتوی دارید فضا و, و حزم ملتوی الان در شما به وجود میاد این حقیقت وجودی انسان شما میبینید در ضمن ما یه مثلث جذبه هم داریم گفتیم زندگی یا خداوند هر لحظه داره سعی میکنه جنس خودش که ما هستیم به خودش جذب کنه ما وظیفه داریم که چیکار کنیم فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم کنیم تا عنایت او به عمل برسه ما رو جذب کنه پس ستایش خداوند یعنی مرکز عدم و فضا و, و به عمل رس عنایت او بی دلیل کرمه رحمت هم در رحمت توجه کنید خداوند به ما انقباز نمیده به ما درد نمیده تمام دردها و قصه ها و چالشها و گرفتاری های ما به وسیله خود ما سر ما اومده شما اینو بدونید شما تصمیم میتونید بگیرید کاری هم با همسرتون بچهتون پدر مادرتون دوستون نداریم جامعه اصلا نداریم کاری اصلا با بیرون نداریم شما میگیم من نگهبان خودم هستم من خودم نگهبان حضور و کیفیت هوشیاری خودم هستم و حالا که خداوند نمیخواد من غمگین باشم و من جنس او هستم من باید خاصیت او رو داشته باشم من باید بخندم همیشه گلبون خندان گلبون خندان یعنی درخت گل خندان یعنی خداوند به من در این لحظه گفت به دل و جان من گفت خاصیت منو داری سرمایه منو داری جنس منو داری قدرت منو داری عقل منو داری هدایت منو داری حس امنیت منو داری آرامش منو داری بیا بالا میتونی ما در ذهن میگیم نمیتونیم در داستان دلغج دلغج وقتی به خداوند میرسه میگه نمیتونم بعد میگفت نمیخوام نمیخوام نمیتونم شما هم توجه کنید این لحظه خداوند به شما میگه غم نداشته باش قصه نداشته باش بخند شما میگین نمیتونم بگین نمیخوام بهتر این نمیخوام بخندم میخوام گریه کنم بعد سوال کن چرا این گریه من بالاخره چه سازندگی خواهد داشت چه نتیجه خوبی داشت خواهد داشت برای من گریه من عذاب دادن خودم ولی توجه کنید چون ما جنس این غم هستیم جنس درد هستیم میل میکنیم به جنس خودمون شما میگیم همین جاست صبر همین جاست حزم همین جاست تماشای خود که من وقتی به درد میام به سوی درد میرم من نباید برم اینجاست که شما درد هوشیارانه میکشین جلوی خودتون رو میگیرین اینجاست که پرهیز میکنین صبر میکنین بازم فضا رو باز میکنین شکر میکنین حواستون به خودتون هست تقلید نمیکنین با کسی کاری ندارید بله درسته و همینطور شما متحد به مرکز ادم هستین و دیدیم مرکز عدم رفت منقبض شدین دوباره فضا رو باز میکنین دیدیم مرکز عدم رفت ذهن اومد برد دوباره این کار رو شاید دو سه سال باید ادامه بدید و هر روز هر لحظه که به نظرتون اومد مرکزتون جسم شد منقبض شدید باید چاره قبض بکنید قبض دیدی چاره آن قبض کن زان که سرها جمله می روید زبون همین که قبض دیدی باید بگی که من باید فضا کنم باید به خودم تلقین کنم اون چیزی چیز هم نشون میده میگه فلانی فلان کار کرده اصلا مهم نیست فضا من مهمه آوردن خداوند به مرکزم مهمه من نمیخوام عقل من ذهنی رو که واکنشه بیارم غم و غصه است گرفتاریه انقبازه من نمیخوام اینا را شما باید بگید بله همینطور این سه بیت رو میخونیم همین دیگه یادآوری کنم تا کنی من غیر را حبل و سنی خیش را بد و خالی میکنی مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جویت رفو دیده آبر دیگران نوهگری متتی بنشین و بر خود میگری دائما حواستم به دیگران بوده الان همه حواست من به خودمه نه کسی رو میخوام آدم کنم نه عاقل کنم نه بزرگ کنم فقط حواسم به خودمه من یه مرده هستم مریض هستم حواسم به خودمه مرده خودم رو ول نمی کنم برم مرده دیگران رو رفو کنم تا حالا برای دیگران گریه کردم انتقاد کردم حرف زدم الان میخوام برای خودم گریه کنم برای دیگران نمیخوام گریه کنم بله و همینطور قرین رو در نظر دارم میدونم بیشترین اثر رو من ذهنی من رو من میذاره که قرین منه من دوتا قرین دارم توجه کنید به خودتون بگید من دوتا قرین دارم یکی من ذهنی خودمه اگر من منقبض بشم میشم من ذهنی بعد اون موقع تمام منهای ذهنی عالم رو من اثر بد میذارن توجه کنید تمام منهای ذهنی اگر روی شما اثر بذارن اثر بده تخریبه اما یه قرین دیگه هم دارم اون قرین زندگی خداوند یا آدم های مثل مولانا است اون از فضاگشایی و انبساط به وجود میاد من قرین اصلی مو که از جنس او هستم خداونده چجوری میشناسم از فضاگشایی انقباز شما را میبره در معرض درد و پارازیت منهای ذهنی قرار میده انبساط شما رو قرین خداوند میکنه یا بزرگان میکنه مولانا وقتی منبسط بشین متوجه میشین که مولانا داره به شما کمک میکنه باید شعرهای رو بخونید متوجه میشین که وقتی شعرها رو میخونید این دیو رو میسوزونه اینا استاره های دیو سوز هستن هرچی اینها رو به صورت ذکر تکرار میکنید منبسط تر میشین حتی انقباز شما رو بعضی موقع ها از بین میبره منبسط میکنه پس این ستا بیت ای رو میکنید از قرین بیقول و گفتگوی او خوب به دزدد دل نهان از خوی او قرین شما اگر مولانا باشه خوی مولانا رو میدوزدید اگر خدا باشه خوی خدا رو میدوزدید بدون گفتگو اگر یک من ذهنی دردمند باشه خوی او رو می قرین روی ما اثر میذاره و دومی هم همینطوره از سینه به سینه هم سلا هم چینه میره خاصیت من ذهنی از یه مرکز میره به یه مرکز دیگه بدون گفتگو و خاصیت فضاگشایی و خداگونگی از یه مرکزی میره به یه مرکز دیگه شما ببینید با چی دوستید و میدونید که نفس بعد چه مال خودمون چه دیگران من ذهنی خودمون یا دیگران این مثل گرگ در رنده است پس همش باید مواظب من ذهنی خودمون باشیم و این بیت نشون میده که قرین اصلی ما خداونده در حرف زدن باید انسیتور رو رعایت کنید و پیشی نگیرین بر خداوند یعنی هر چقدر ما کمتر حرف میزنیم آرومتر حرف میزنیم او هم میتونه صحبت کنه اگر شما فکر میکنید که در سبب سازی باید برین تونتون فکر کنید تا مسائلتون رو حل کنید بس خداوند نمیتونه حرف بزنه چون شما تونتون حرف میزنید گم شدین در فکراتون اگر در فکر آموم و در دامان گم بشیم او نمیتونه حرف بزنه بر قرین خیش مفسا در صفت کان فراغ آرد یقین در عاقبت یعنی شما اگه تونتون فکر کنید حتما از خداوند جدا خواهید شد تنها خواهید ماند و او هم به شما کمک نمیتونه بکنه یعنی شما نمیذارین کمک بکنه خب این سه بیتو خوندیم لعل لبش داد کنون مرمرا آن چطورا لل کند مرمرا گلبون خندان به دل و جان بگفت برگ مند هست به گلشن برا گر نخریده است جهان را زغم مجده چرا داد خدا کشترا پس این لحظه ارتعاش لب زندگی لب خداوند به من میگه ای کسی که مرکز سنگ مرمره و به تخریب خود تو دنیا پرداخته ای الان ارتعاشی به شما میرسه که این مرمر شما رو تبدیل به لل کنه یعنی تبدیل به من کنه تبدیل به هوشیاری بکنه خداوند به صورت یک درخت گل خندان در این لحظه به دل و جان شما میگه بخند از جنس منی توانایی هایی که به تو دادم به کار ببر بیا به گلشن من به خارستان که ذهن نرو و استدلال میکنه که اگر اینطوری نیست این دو بیت درست نیست و خداوند ما را از غم نخریده از دست غم من ذهنی نرهانیده چرا این آیه رو که میگه من دردها و همانیدگی های شما رو به بهای بهشت خریدم یعنی اینها رو بدیم به من بیاییم به بهشت من هر کسی هستید باشید هر سنی هستید باشید در بن خانه است جهان تنگ و منگ زود برایید به بام سرا در بن خانه یعنی ته خانه خانه ذهن هر چقدر ما بیشتر همانیده میشیم بیشتر منقبض میشیم میریم به ته خانه ذهن ته چاه اونجا خانه تنگ تنگ و منج منج از اون الفاظی است که معنی نداره تنگ و منج یعنی خیلی تنگ اصلا جا نیست پس شما هر چه تونتون فکر کنید از روی همانیدگی ها سریعتر بگذارید بیشتر فشرده خواهید شد در تچ یا ته خانه زن درسته الان میگه نه در این خانه نمونید بیایید به بام سرا بام خونه سرا یعنی خونه پس بنابراین یه خونه ذهن داریم نرین تو خونه هم تهیه اتاق پرده ها رو بکشین اونجا تو تاریکی نه نه شما بیاین فضا رو باز کنید بیایین بالای این ذهن یعنی بپرین از ذهن بیرون درست مثل که یکی به شما میگه توی زمین که هستین تا جایی که این جو هست که این زمین میتونه شما رو بکشه اونجا نمونید بیایم بالای جو زمین که زمین دیگه روی شما اثر جاذبه نداره بیایم ببینید خورشید دائما میتابه اونجا دیگه از حرکت زمین که همون در واقع ماجراست از حرکت ذهن خودتون و حرکت ذهن عالم به دور هستین شما بام سرا درست مثل که میگیم بالای جو زمین که زمین نمیتونه روی شما اثر بذاره بام سرا یعنی دیگه توی خونه نیستین شما یعنی بیرون از ذهن درسته و بس توی خونه ته خونه این حالت افسانه من ذهنی است میبینید و فضا را که باز میکنید میاییم به بام سرا پس دو جا هست یکی تو خونه هست یا تن فکر کنید میشه ته خونه اینجا نباید بمونید اینجا بسیار تنگه برای همینی که عوارض من ذهنی بروز میکنه زود به کلمه زود توجه کنید اصلا معطل نکنید فکر نکنید استدلال ذهنی نکنید رها کنید به خودتون تلقین کنید که چیزی که ذهنم نشون میده مهم نیست بذاریم فضا باز بشه در اولین فضا شما پریدین به بام, فض... بام سرا یعنی خونه دوزخ هستان خانه کام بی روزن است اصل دین ای بند روزن کردن است تیشه هر بیشه ای کم زن بیا تیشه زن در کندن روزن حالا پس بنابراین این همین روزن باز کردنه شما روزن باز کردین و بیرون پریدین از خونه ولی ای که بی روزن باشه یعنی از اونجا نور زندگی نتابه تا زمانی که فضاگوشایی نکردیم که از طرف زندگی نور بیاد اون خانه دوزخه اگر در بن خانه باشید در جهنم هستید در افسانه من ذهنی هستید ولی میگه اصل دین ای خاجه یا ای بنده فضاگوشایی و ایجاد روزنه میگه نرو در تیشه بیشه های ذهنی رو بزنی بذار ببینم این مکتب چی میگه اون مکتب چی میگه تیشه هر بیشه کم زن نه زن یعنی اصلا رها کن اصلا این کتاب متابه رو رها کن بیا تیشه زن در کندن روزن حالا آگاه باش تیشه زندگی رو نیروی زندگی رو صرف ب... فضا کن روزن باز کن تا از اون طرف نور بیاد تا نور نیاد این خانه روشن نمیشه تاریکه شما تو تاریکی هیت دست میزنید اینور ورون ورون فایده داره سبب سازی زر تاریکیه بله در بون چاهی همی بودم زبون در همه عالم نمی گنجم کنون که اینا شما دیگه همه تون می کنین. در داخل چاه بودم ته چاه بودم یعنی چاه همانیدگی ها بودم بسیار زلیل شما میبینید در افسانه من ذهنی در بون خانه در اینجا میگه ته چاه چقدر زلیل بودم الان که اومدم بیرون اینقدر وسیع شدم منبسط شدم که در دنیا نمی گنجم. بله زین دودناک خانه گشادند روزنی شد دود و اندر آمد خورشید روشنی آن خانه چیست سینه وان دود چیز فکر زندیشه گشت عیش تو اشجسته گردنی اینا رو یادآوری میکنم احتمالا خونده اید دودناک خانه همین ذهن همانیده هست همراه درده ها با فضاگشایی روزنی باز میشه و این دود این دردها و همانیدگی ها میرند و خورشید طلو میکنه میگه آن خانه چیست آن خانه سینه باز شده است اون دودی که رفت چیه فکرهای همانیده آن خانه چیست سینه و آن دود چیست فکر در حالتی که با دود میخوایم ما مسائل حل کنیم حواسمون نیست که دود مسئله ایجاد میکنه دود معادله فکرهای همانیده و دردهای اونهاست از اندیشه همانیده هست که عیش تو گردنش شکسته اگر او گلبون خندانه خداوند درخت گل خندانه دائما میخنده بس ما چرا نمیخندیم برای اینکه از اندیشه های همانیده خنده ما عیش ما زندگی ما شکسته گردن شده از بین رفته بله سه درم راه نباشد سه سر بام و دریچه ستر الله علینا چه علالای تو دارم سطر الله علینا یعنی خداوند بر ما بر ما پوشانید شما این بیتو امروز می که دوباره نذاریم من ذهنیتون مانع سازی بکنه از اینکه گذشته من اینطور بوده اونطور بوده در گذشته این کارهای بدو کردم و این دردها رو ایجاد کردم و امکان رهایی وجود نداره نه میگه خداوند اینها رو پوشانید چنان پوشانید مثل شما انجام ندادید زندگی رحمتا در رحمت و این رحمت بستگی به کارهای گذشته شما نداره اگر از در راه نیست با فضا از سر بام و دریچه من میرم بالای بام و علالای تو را میکنم علالا یعنی بانگ و فریاد هیاهو سر و صدا یعنی به هر حال من فضا را باز میکنم الان با فضای گشوده شده سر و صدای تو را را میاندازم یعنی تو حرف بزن تو از طریق من حرف بزن درسته که ذهن من اجازه نمیده درسته که به من هی تلقیم میکنه که تو این کار کردی اون کار کردی این همه درد داری گذشته تو این طوری بوده یکی از بیتهای غزل میگه که تو باید از گذشته و ماجرا بیرون بپری شما نباید چیزهایی که ذهنتون به عنوان مانع نشون میده اینها رو برای خودتون مانع ذهنی بکنید و فضا رو باز نکنید یا جلوی پیشرفت خودتون رو بگیرید اونو جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب شود همچون سهر خندان عطای بی بیند شما میتونید الان فضا رو باز کنید یه جانی باشین که در بام او نگهبانی بدین چوبک زدن پاسبانی کردن نگهبانی کردن قدیم در بام های بزرگان تبلای کوچیکی بود میزدند تا دزدا بفهمند که نگهبانان بیدار هستند و از شما هم دائما فضا را باز میکنید نگهبان هوشیاریتون هستید تا منهای ذهنی و من ذهنی خودتون بدونه که شما هوشیار هستید مسئولیت هوشیاریتون رو به عهده بگیرید گرفتید در فکراتون گم نشدید سبب سازی نمیکنید کنید حال جانی که در بام او بام خداوند یا بام خودش بالای ذهن بالای جو زمین بیسته و نیاد پایین مانند سحر خندان بشه و بخنده فضا رو باز کنه بخنده فضا رو باز کنه بخنده و عطاهای بیعدد بیشمار ببینه دل تو مثال بام است و حواس ناودان ها تو زبام آب میخور که چون ناودان نماند پس دل ما مثل بامه شما باید ببینید که غذای پنج حسو رو میخورین فکراتون رو میخورین یا فضا رو باز میکنین از بام آب میخورین مثال خیلی روستایی این که هر کسی بفهمه باران میباره و جلالود میشه میره از ناودان پایین یکی همون ناودان پایین وایساده آب ناودان آلوده میگیره میخوره نه اون کار نباید بکنید شما زندگی رو سرمایه گذاری میکنید در ذهن همانیده و از ناودان درد میگیریم میخوریم شما فضا رو باز کنید اون آبی که از آسمان میاد دست اول بگیرید اونو بخورید نذارین آلوده بشه بعد از آلودگی بخورین صورت اقبال و شکرریز گفت شرک تو کم نیست شکایت چرا بیت غزل این میگه که فضا را باز میکنیم و ذهن ما نمیاد مرکزمان این فضای گشوده شده صورت بخت شکر ریزنده است شادی ریزنده است شاید برخی از شما امتحان نکردید که واقعا به خودتون تلقین کنین یا اصلا جدی روی خودتون کار کنید این چیزها رو به عمل در بیارید ما اینجا میخواهیم یک مطلب آسمانی رو که مولانا گفته به عمل تبدیل کنیم شما هم باید کمک کنید به خودتون به عمل تبدیل کنید چجوری می بینید چه جوری میبینید چقدر شیرین و سازنده است این غزل حالا نمیگم مثبته سازنده است مهربانه و پر از دانش شما رو بیدار میکنه داره میگه فضا رو باز کنید در درونتون یه صورتی میاد که صورت نداره البته این میگه صورت چی, بگه مثلا بالا گفت آن چه بالاخره یه حرف باید بزنه منتها این بخت شکر ریزنده شادی بیسبب ریزنده آرامش ریزنده صورت ذهنی که نداره ولی خب صورت میگه که بالاخره ما یه با ذهن صحبت میکنیم یه چیزی بفهمیم اون چیزی که در اثر فضاگشایی و عدم کردن مرکز در درون شما ظاهر میشه این شادی بخشه به ما چی میگه؟ میگه که شکر کافیه شد کافیه وقتی شد کافیه چم نیست کفایت میکنه تو چرا شکایت میکنی در این لحظه استفاده از عقل کل و مهر ایزدی لطف ایزدی رحمتا در رحمت و همین ببینید عقل و حسامنیت و هدایت و قدرت زندگی کافی نیست کافیه شما این درکو میکنید که یه امکانی برای من وجود داشته که من متوجه نشدم و اون فضاگشایی و, و دسترسی به خداوند دسترسی به عقل کل من چرا باید با عقل انقباز که پر از مقاومت و قضاوت کار میکردم من چرا زندگیمو تبدیل به مانع مسئله و دشمن و درد کردم شکایت انواع و اقسام داره ش... یعنی هر فکر و عمل بر اساس من ذهنی شکایت چرا؟ شما میگین اگه قبول کردید من از وقتی که وارد این جهان شدم هرچی زودتر باید فضا رو باز میکردم عقل کل منو اداره میکرد توجه میکنیم ما از حیوان نیستیم از غریزه جسته ایم برای همه میگه قلتالو ما, چه باشنده هستیم اسمشو بذار انسان باشنده هستیم که از حیوان دور شدیم از حالت حیوانی دور شدیم نباید مثل حیوان خودمون رو اداره کنیم یعنی چی؟ یعنی از ده دوازده سالگی به بعد باید فضا را باز میکردیم مرکزمون عدم میشد هیچ همانیدگی در مرکزمون نمیومد و ما دارای سن می شدیم یعنی ما نه اینکه لحظه به لحظه من ذهنی جدید می ساختیم لحظه به لحظه به سن دست می زدیم به آفرینش فکر جدید دست می زدیم از شادی بیسبب زندگی استفاده می کردیم از این گلبون خندان استفاده می کردیم نکردیم پس بنابراین افتادن به سبب سازی ذهن از عقل من ذهنی استفاده کردن به جای عقل کل این ناشکریه درسته حالا فرض کنیم ما فهمیدیم از حالا و بعد میخوایم شکر کنیم ما نفهمیدیم شکر چیه که الان میخوایم بفهمیم شکر باید از اینه که شما میگین از این امکانی که خداوند در اختیار من گذاشته که استفاده از عقل کله مرکز عدمه یه مرکز جدیدیه برای من از این امکان استفاده کنم اصلا ش... شکر و سپاسگزاری یعنی استفاده از یه امکان شما اگر از امکان استفاده نمی کنین چه شکری؟ شکر نیستین امکان چیه؟ امکان این است که شما میتونید خوب درک کنید یاد یاد تونه گفتم باد تند است و چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری یعنی من این من ذهنی هوشیاری یه شمع این شمع زود خاموش خواهد شد چون بر اساس همانیدگی ها و گذشتن از همانیدگی ها ایجاد شده برای بقاست و عمر ما آدم هم کوتاه تا شما ببینید ده سالتون یه دفعه شد سی سالتون یه شست سالتون دیگه داریم میمیرین تنده تند میگذاره چراغ ما ناقص چراغ من ذهنیه از طریق این چراغ باید چراغ دیگه حضور رو روشن کنیم حالا ما با همین هوشیاری جسمی میفهمیم که شکر باید بکنیم و میفهمیم اینطوری روشن میکنن دیگه با یه چراغ چراغ دیگه رو اینطوری روشن میکنن ما باید شکر کنیم شکر یعنی سپاسگزاری سپاسگزاری قدرشناسی یعنی استفاده از امکان امکانی که خداوند گذاشته فضا و درک این مطلبه که چیز ذهنی نباید به مرکزم بیاد شما اینو فهمیدین خب فضا رو باز میکنین و نمیذارین چیز ذهنی بیاد مرکزتون اسمش پرهیز پرهیز و شکر درسته صورت اقبال شکرریز رو میبینید میبینید که خودش میشین دیگه میفهمید شکر استفاده از این امکان یه دفعه شادی بیسبب آورد به شما گلبون خندان داره میگه که من میخندم تو از جنس منی تو هم بخند اصلا لزومی نداره اون بگه بخند شما خودت میخندی شما از جنس خداوند بشی شروع میکنه به شادی بی سبب خندیدن چون اون میخنده دائما خب شما اگر بر حسب زندگی بخندید کافی نیستین این کمه شما اگر بر حسب خداوند حس آرامش و امنیت داشته باشید کمه اگر یه نیروی شما رو هدایت کنید که هیچ موقع اشتباه نمیکنه، این کمه شما باید با سبب سازی دائما خودتون رو گمراه کنید شما باید با سبب سازی دنبال چیزهای ذهنی بگردین که خودتون ارضا کنین یا مثلا بخندید یا پولتون زیاد بشه یه خوشحال بشین پنج دقیقه بعد دوباره غمگین بشین باید یه قدرتی داشته باشید که پوشالی باشه متکی به یه سری آدمهایی باشه که ممکنه خیانت کنن دروغ بگن برن کنار از پشتتون بیوفایی کنن یا به چیزهایی باشه که از شما میتونن بگیرند یا از بین برند عقل شما باید عقل چیزها باشه یعنی عقل کلی که تمام کائنات رو اداره میکنه که با شکر میاد به زندگی شما این کمه کمین شما با هوشیاری جسمی دنبال این چیزا میگشتین میخواستم پولتون رو زیاد کنین با یه ذره که زیاد میشه یعنی هرس شما می خوشم اومد. خوش خوشحال شدم پولم زیاد شده حالا ببینین اون خوشحالی که بی اثر بود الان شادی بی سبب میجوشه میاد بالا دائما شادین شما اصلا بی سبب شادی نمیدونین چرا شادین هیچ غمی هم نمیتونه به این حمله کنه هیچ اتفاقی هم نمیتونه این شادی را زایل کنه این شادی بی سبب کمه ناقصه و صورت اقبال شکرریز گفت وقتی فضا را باز یادم اگه شکر کافیه کم نیست تو چرا شکایت میکنه اما شکایت یه جور نیست شکایت من ذهنی از ناله گرفته و ناسزا گفتن گرفته از غم گرفته یعنی هر کسی که غمگینه داره شکایت میکنه چرا؟ برای اینکه راهی رو را داره میره که زندگی بهش نشون نداده وقتی گلبون خندان خداوند داره دائما میخنده و شما ناله میکنین گریه میکنین زاری میکنین درد میکشید شما شک نکردین شما, شما قدر این یکی رو ندونستین یه بی بیعدبی کردین دیگه یه آدم خیلی مهمی که دانشمنده به شما میگه این راه رو برو شما میگه نه من اون راه رو نمیرم این راه رو میرم این راه پر از خطره پر از گمراهیه شما قدر راه خوب رو ندونستین دیگه و اون راه با شکر باز میشه سبب سازی شکایته ایجاد فرمول برای زندگی که ما درست کردیم در این ماجرای زندگی ما با سبب سازی زندگی میکنیم ما استدلال میکنیم آیا من خوشبختم خب خانواده دارم بچه دارم خونه دارم پس خوشبختم دیگه مهمونی میرم مهمونی میدم شما دارین استدلال میکنین برای خوشبختی من شادم حالا بذار فکر کنم ببینم شادم تازه پر از غمم ها غمم داره فکر میکنه من شادم من برای شاد بودن و, و پیدا کردن این که من شادم باید فکر کنم درست میزید که شما زنده این شما اجازه بده فکر کنم ببینم زنده بودم یه دقیقه پیش زنده بودم از یه دقیقه قبلم که نمردم که و زندم برای زنده بودن باید استدلال کنیم سبب سازی کنیم کسی که برای نکشته که باز زندم دیگه توجه میکنین سبب سازی توجه کنید دوستان زندگی با سون کار میکنه لحظه به لحظه عوض میشه خداوند بی نهایته. زندگی شما بی نهایته. بی نهایت فراوانی بی نهایت آفرینندگی و اگر شما این زندگی رو به فرمول در بیارین فرمول شکایت لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت است قایده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود این بیت که در غزل هست همین بیتی هم که خوندم اینا بسیار مهم هستن شما باید بدونین که زندگی رو به صورت فرمول در آوردین ذهن اینطوریه مثلا ذهن استلال میکنه این فامیل من این چیز رو داره من ندارم پس بدبختم و خوشبخت نیستم پس چیزی کم دارم اصلا حواس ما به زندگی نیست به فرمول است به قوایدی است به طرحهایی که تو ذهنمون پرورد، پروردیم همه اینا شکایته شما باید مراقبه کنید ببینید شکایت یعنی چی مولانا به چی میگه شکایت شش تو کم نیست شکایت چرا تمام اعمال ما در ذهن شکایته شکایت از چی شکایت از خدا که تو زندگی رو بلد نیستی ما داریم به خداوند میگیم تو بلد نیستی اصلا سبب سازی ذهن یعنی به خداوند گفتن تو بلد نیستی ما بلدیم با چی؟ با ذهن همانیده با ترهای پوسیده با غمهامون تو ای خداوند صورت اقبال شکرریز هستی گلبن خندان هستی من با فکرم و عملم پر از غم هستم من میدانم شما نمیدانید بفهمید این شکایت این عدم شکر در واقع شما اگه بریم به ته قضیه خواهید دید که شکر و شکایت عکس همن اگه کسی شکر بکنه فضا را باز کنه ترهی نداره سون داره شما میگین مردم اینطوری نمیتونن زندگی کنن میتونن مردم میتونن شادی بیسبب سبب داشته باشن شادی بی سبب مال علستشونه. اگه بگیم مردم نمیتونن شما داریم میگین مردم الست این انکار میکنن میگن ما از جنس خدا نیستیم ما بدون ذهن نمیتونیم زندگی کنیم اصلا اون موقع زیر دیم میزنید که میگه شما باید به بینهایت او زنده بشید شما اون موقع به وحدت مجدد ایمان ندارید وحدت مجدد یعنی دوباره از جنس خدا شدن تمام ادیان برای این اومدن شما نگه هرچی که میخونیم شاهدش مولانا اتفاقا از قرآن یا حدیث میاره صورت اقبال و شکرلیز گفت شوک تو کم نیست شکایت چرا اون بیت هم شما یه دوی بار بخونید هزار بار بخونید که میگه لذت بی کران، است عشق شده از نامو قایده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود جفا عکس وفاست یعنی من از جنس الست نیستم شما وقتی جنس الست رو انکار میکنید میفتیم به ذهن و سبب سازی میکنیم به جای سون این شکایت این وفا نیست این بله گفتن نیست این جفاست جفا عکس وفاست یعنی من از جنس جسمم ذهنم میخوام اینطوری باشم و باید عواقبش رو ببینید عواقبش گرفتاریه بله این بیت ها هم سریع میخونم براتون کافی بد هم را من جمله خیر بی سبب بی واسطه یاری غیر کافی هم بینان تو را سیری دهم ده بی سپاه و لشکرت میری دهم ده بی بهارت نرگس و نسرین دهم ده بی کتاب و اوستا تلقین دهم ده پس شکر فضاگشایی آوردن زندگی به مرکز شما کافیه میگه من همه خیره ها رو به تو میدم کافیم کافیم یعنی من به ایمان خداوند کافیم ولی توجه کنید ما میگیم تو کافی نیستی اگر او کافی بود سن او کافی بود در این لحظه ما چرا سبب سازی میکردیم توجه کنید سبب سازی دارای باره امروز گفتیم سبب سازی امتحان خداست گفت اگر امتحان میکنی دچار خروبی خراب داره میکنی شما باید اینقدر این چیزها رو بخونید تا خوب بفهمید فهمیدنشم آسونه با این ابیاتی که برای شما میکنم من میگه من برای شما کافی هستم منو بیاریم مرکزتون همه خیرها رو بدون واسطه من ذهنی به شما میدم غیر یعنی من ذهنی کافیم هم بدون همانیدگی ها نان شما را سیر میکنم بدون اینکه به لشکر و سپاه بیرونی یعنی آدم ها شما از آدم ها کمک نخواهید. بی سپاه و لشکرت میری دهم میری دهم یعنی امیری دهم شما به بهار بیرون توجه نکنید که گلها در بهار باز میشن الان زمستونه من هر لحظه که منو بیارین بها رو میرم به زندگی شما به فصل بیرونی بستگی نداره شما به کتاب احتیاج ندارین شما با اصلا مولانا مرتب میگه دیگه به وسیله کتاب دبیرستانی و دانشگاهی ما نمیتونیم به زندگی زنده بشیم اینا فرمول هایی که در واقع ما رو میاندازن توش و توجه کنید من علم رو انکار نمی کنم من خودم ریاضی خوندم و مهندسی خوندم و فیزیک خوندم و اگر فیزیک و ریاضیات و شیمی و نمیدونم این تکنولوژی و اینا نبودن که ما چجوری میتونستیم الان با هم صحبت کنیم اینا علمه اینا خیلی خوبه توجه میکنید کتاب برای آموزش ذهنیه برای تبدیل نیست شما نمیتونید به وسیله علوم ذهنی به خداوند زنده بشید ما چرا اومدیم از روی علم بمب اتمی ساختیم چرا علم از یه طرف از طرف زندگی اومده حماقت بشر ساختن بمب اتمی بود غیر کشتن و ویرانی اثر دیگه ای داره اگر انسان به خدا زنده بود مرکزش عدم بود بازم بمب اتمی میساخت نه جنگ میکرد نه شما یه کتاب دینی پیدا کنید یک پیغمبری پیدا کنید که گفته که حتما باید برین جنگ کنید نه نه نیست اینطوره بی کتاب و اوستا تلقینده هم کافی هم بی درمان کنم گور را و چاه را میدان کنم گور و چاه همین زن همانیده هست اینا من باز می کنم برای تو بی نهایت باز می کنم و بدون اینکه تو به داروی بیرونی احتیاج داشته باشی من تمام درده های من ذهنی رو فضا رو باز کن مالجه می کنم بله اما این سه بیت رو توجه کنید اینم ادب ما رو نشون میده و قدردانی ما رو نشون میده با حضور آفتاب با کمال رهنمایی جستن از شم و زبال با حضور آفتاب خوشمساق روشنایی جستن از شم و چراغ این گمان ترک ادب باشد زما کفر نعمت باشد و فعل هوا یعنی اگر این آفتاب می درخش زور ما بیایم شم روشن کنیم چراغ نفتی روشن کنیم در حالتی که آفتاب خوشمساقه خوشرفتاره نه نفت میخواد نه خاموش میشه نه باید فوت کنی نه سیاه میشه هیچ کدوم از اینا رو نداره خوشرفتاره بعد اون موقع ما بیایم روز روشن شم و چرا رو روشن کنیم که نفت بریزه آی نفتش تمام شد برود نفت بیار فتیلش سیاه شد قیچی رو بیار درسته این درسته معنیش چیه؟ معنیش اینه که فضا رو باز کنیم خداوند میتابه زند... آفتاب زندگی میتابه درده های ما رو درمان میکنه ما بیایم اینو ببندیم ازش استفاده نکنیم و بیایم از شم ذهن استفاده کنیم که هزار جور اداهای بد داره این شم ذهن هی hey, درد میاد نور شم میشه منفی میشه مخرب میشه از انواع و اسام حیجانات رد میشه هی hey, مانع ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه مسئله حل میکنه از توی اون پنجتا مسئله دیگه در میاد هی hey, دشمن میسازه هی hey, درد میسازه ما باید از این هوشیاری استفاده کنیم یا هوشیاری که تمام مسائل از بین میبره یه مسئله ایجاد نمی کنه اگر شما فضا رو باز نکنید از این آفتاب زندگی استفاده کنید که امروز گفت تو همین رو لازم داری که این چیز رو تبدیل کنی مرمر رو تبدیل کنی به لل هوشیاری جسمی رو به هوشیاری حضور تبدیل کنی این انقباز رو تبدیل به انبساط بکنی این بن خانه و جای تنگ رو تبدیل به میدان بکنی میگه اگر شما شکر نکنی و از این آفتاب استفاده نکنی که مردم استفاده نمیکنند، شاید خبر ندارن باید از مولانا یاد بگیرن خلاصه اگر آف از آفتاب زندگی استفاده نکنیم و از شم من ذهنی بدعدا استفاده کنیم این ترک ادب در مقابل خداوند و کفر نعمت یه نعمتی به ما داده الان فضا رو باز کن منو بیار مرکزت بهت کمک کنم ما میگیم نه این کفر نعمت کفر بزرگترین نعمت و این فعل یا عمل هوای نفس یا من ذهنیه این عمل من ذهنیه عمل انقبازه خب دیگه روشنه دیگه شهر ما فردا پر از شکر شود شکر ارزان است ارزان تر شود شما این بیت ها رو بخونید خواهید دید که با خوندن این بیت ها شادی ارزان میشه برای هر کسی به شادی رو به جهانی ارائه میکنه از وقتی شما شعرهای مولانا رو میخونید شادی در خونه تون زیادتر نمیشه نشده و بازم ارزانتر خواهد شد شادی مفته شکر مفته امروز گفت خداوند مثل درخت گل خندانه شما هم که برگ اونو دارین خاصیت اونو دارین مایه اونو دارین شما هم دائما باید بخندید توجه میکنه من ذهنی ایراد میگیره یعنی چی که بخندیم پس این همه درد چی میشه شما بخند شما سون داشته باش خلاق باش اونو بیار مرکزت اول زندگی خودتو درست کن خواهید دید که در سایه ارتعاش شما جهانم داره درست میشه بله خدا دشمنان شما رو بهتر میشناسد و دوستی او شما را کفایت خواهد کرد و یاری او شما را بسنده است این هم آیه قرآنه خداوند دشمنان ما که همانیدگی های ما هستند بهتر میشناسد ما در من ذهنی نمیشناسیم فضا گشایی و دوستی او آوردن او مرکز ما برای ما کافی است و یاری او برای ما کافی است یاری او شما را بسنده است و عقل قربان کن به پیش مصطفا حسبی الله گو که الله هم کفا عقل من ذهنی رو قربان کن پیش هوشیاری حضور مصطفا هوشیاری برگزیده هوشیاری حضرت رسول هوشیاری همه کسایی که به حضور زنده اند هوشیاری نظر عقل من ذهنی رو بنداز دور این هوشیاری رو بگیر با فضا گشایی بگو خدا کافی هست بله این هم آیه های قرآن هستن آیا خدا برای نگهداری بندهش کافی نیست بگو خدا برای من بس است اینا رو شما میدونید پس برگردیم به بیت آیا شک کافی هست یا نیست شک بس بیشتر از بسم است. شکایت اصلا لازم نیست. در من ذهنی میگیم من باید شکایت کنم. شما شکایت رو خوب در نظر داشته باشین که چه چیزی شکایت و از شکایت پرهیز کنید. ولو اینکه وضعیتون خیلی بده باز هم شکایت نکنید. فضا رو باز کنید، تحمل کنید. ملامت نکنید فضا رو باز کنید حالتون رو خوب کنید یواش یواش شروع کنید به کار شروع کنید به مهربانی با تن خودتون اول از تن شروع کنید با مهربانی ما و صدقه ما به خودمون باید از تن شروع بشه اول این تن خیلی ملموسه از جاهای ملموس تر، بعد فکر بعد هیجان بعد جان ماست چهار بودمون شروع کنیم به ورزش با فضاگوشایی تا زندگیمون درست بشه این بیت الان خوندم لذت بیکرانه است عشق شده است نام و قایده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود پس عشق یعنی وحدت با او که ما را بیکرانه میکنه بینهایت میکنه یک لذت بیکرانه است یه لذت دائمی است این لذت لذت من ذهنی نیست لذت واقعی زندگی است لذت دو جوره یکی هوس من ذهنی است که این لذت درست نیست که ما را اسیر کرده توهم یکی دیگه لذت خود زندگی است و به فرمول در آوردن زندگی شکایت وگرنه خداوند بیوفا است توجه کنید بارها خوندیم که این ما هستیم که به عهدمون وفا نمی کنیم. با جسم کردن مرکز نه خداوند خداوند در وفاداری به خودش تحسین گفته است هیچ از هیچ چیزی مثل ما وفادار به زندگی نیست و واقعا هم همینطوره اگر خداوند درخت گل خندانه همیشه خندانه اگر از جنس زندگی همیشه از جنس زندگی زندگی هیچ موقع مردگی نیست ما زندگی هستیم که مردگی را انتخاب کردیم تقصیر ماست زنا سپاسی ما بسته است روزن دل خدای گفت که انسان لرب بهی لکنود از ناسپاسی ما ناسپاسی ما توجه کنین استفاده نکردن از توانایی ما در فضا گشایی است ناسپاسی ما شک نکردنه ناسپاسی ما شکایت کردنه ناسپاسی ما یعنی استفاده از من ذهنی و استفاده نکردن از فضای گشوده شده ناسپاسی یعنی بیوفایی این لحظه به اتفاق این لحظه باید بله بگیم اگر به اتفاق زن نشون میگه بله بگیم فضا گشوده میشه اعتراض نکنیم مقاومت نکنیم نجنگیم جنگیدن با اتفاق این لحظه ما را از جنس ذهن میکنه و قربانی ذهن میشیم ما ما نمیخوایم قربانی بشیم نیروی زندگی از بین میره و تبدیل به مانع میشه مسئله میشه و درد میشه از ناس پاسی ماس روزن دل بسته شده خداوند گفته انسان نسبت به خداوند ناس پاس است همان آدمی نسبت به پروردگارش بسیار ناس پاس است که توضیح دادم چرا دیگه از امکانی که به صورت فضا به ما داده و آوردن او به مرکز داده استفاده نمی کنیم این دو رحمت در روش یا صبر یا شکر نعمت بی شمع روی تو نتان دیدم من این دو راه را میگه که دو تا راه هست یکی صبر یکی شکر ولی اگه فضا رو باز نکنی با چشم او نبینی نمیتونی تشخیص بدی این دوتا رو دیدن این دو راه مویستر نیست شکر و صبر به وسیله من ذهنی اینطوری تعبیر میشه صبر میشه تحمل دیدی که بعضی تحمل میکنند یا از روی ترس چیزی نمیگن ها میگن چیزی نگیم اوقا تلخی میشه استدلال میکنند. با سبب سازی صبر میکنند. این صبر نیست تحمل شکرم برای همانیدگی ها میکنن خدایا شکر که پول منو زیاد کردی خونه بزرگ به من دادی این جور شکر شکر من ذهنیه بازم بهتر از ناشکریه ولی شکر نیست شکر جستن از این سیستم فکری است توجه میکنین شکر فضاگشایی و آوردن عدم به مرکز شکر دیدن بر حسب زندگی است با نظره توجه میکنین صبر در که زمان غذا و کنفکانه که این زمان دست من نیست صبر نیست که تحمل کنی تحمل کنی یه دفعه منفجر بشی شما دیدیم بعضی هم هیچی نگفتم هیچی نگفتم دیگه زد که اینقدر زیاد کرد یه منفجر شدم این صبر نیست شما میترسیدی من ذهنی داشت فشرده میشد مثل فنر یه دفعه پریده صبر نیستین شما بین صبر و تحمل و شکر من ذهنی و شکر از فضای باز شده فرق بذاریم و خوبم بفهمید بله ساغر بر دست خرامان رسید فخر منو فخر همه ماورا همه الان که فضا را گشودم زندگی ساغر می که منو زنده میکنه دستش رسید فضا را گشودی لحظه به لحظه به شما می میده چی فخر من یعنی سبب افتخار من و فخر همه ماورا ماورا را میتونیم بگین همه فرشتگان وقتی میگه من هم میدونه انسان بهتر موجوده ما از جماد و چه میدونم نبات و حیوان گذشته ایم وقتی الان فضا گشوده شده در ما و به عنوان هوشیاری اومدیم بالا هوشیاری که از هوشیاری خبر داره پس بنابراین این فخر همه موجوداتی است که از ما کمترن پس از فضا گشایی داریم می زندگی رو میگیریم و فقر همه فرشتگان تمام هوشاری هایی که ما نمیبینیم بینیم احتمالا و ماورای ما هستند. و اونها هم میخوان از تشرش ما ارتعاش با استفاده کنند یا میتونیم بگیم انسان و همه موجودات دیگه. پس این، چراغی که این آفتابی که از فضای گشوده شده طلوع میکنه در مرکز ما این خاصیت فضا گشایی شما باعث افتخار انسان و همه موجودات چجوری جوری تلو میکنه اگر فضا را باز کنید ساغر به دست خرامان میرسه معشوق بله خب این من ذهنی است که باید بشنوه اینو فضا رو باز کنه تا ساغر خداوند رو بگیره که بدونه شما نگین که من ذهنی اینا رو میشنوه و فراموش میکنه خب همیشه یادمون باشه که اون بیتو حفظ کنید و دائما بخونید که این هوشیاری جسمی برای روشن کردن چراغ دیگه است که اون چراغ حضور ماست توجه کنید درسته که ما هوشیاری جسمی ذهنی داریم شما اینو دست کم نگیرید ما الان به همدیگه اطلاعات رو رد بدل میکنیم شما الان می‌فهمین که اگر فضا رو باز کنید صبر کنید خاصیت من ذهنی رو بروز ندید وفا کنید همه اینها بالاخره این ساغر خواهیم گرفت پس این هوشیاری جسمی برای روشن کردن اون یکی چراغ اگر شما بخواین ازش استفاده کنید و درست استفاده کنید کافیه هوشیاری جسمی نیست که شما مرتب این هوشیاری رو ادامه بدین و شما رو هدایت کنید در تمام عمر هوشیاری جسمی برای اینه که مولانا رو بخونیم همین ابیات همه اینا ذهنی هم دیگه بفهمیم چی به چیه گفت بر اساس آیه قرآن میگفت میگفت فضا رو باز کنین تا به شما بگم که خداوند چی رو به شما حرام کرده است چی رو آوردن چیزها به مرکز پس هوشیاری جسمی برای این نیست که ما هوشیاری جسمی رو مسلط به خودمون بکنیم تا آخر عمرمون راهنمای خودمون بکنیم هوشیاری جسمی برای روشن کردن رو چراغ و حضور برای اینی که شما الان میفهمین که معشوق ساغر به دست خرامان خواهد اومد اگر شما خیلی کارها رو نکنید و خیلی کارا رو بکنید مست شوی و شه مستان شوی چون که بگرداند پیمانه را قبلا داشتیم شما مست میشی فقط مست نمیشی شاه مستان میشی در تمام کائنات مستی مثل انسان پیدا نمیشه ما از تمام نباتات، جمادات، حیوانات بهتر میتونیم مست بشیم و از تمام فرشتگان مست خدا بشیم وقتی که او بگرداند پیمانه را که بر میگردونه به ما می میده وقتی که فضا را باز کنیم چیز ذهنی به مرکزمون نیاد جام بر دست به ساقی نگرانیم همه فارغ از غصه و هر سود و زیانیم همه شما اینطوری هستین جام در دستتون دائما به ساقی نگاه میکنید فضا رو باز میکنیم حواسمون به ساقی حواسمون به دنیا نیست به من ذهنی نیست پس بنابراین فارغ از هر غصه و اینکه ای این, سود منو زیاد میکنه یکی کم میکنه به قضاوت های ذهن نیستیم من ز فقر انبیا سرچون کشم خوردم حلوا و ایندم سرخوشم شما از سخن زندگی که از زبان انبیا میاد از زبان مولانا میاد که میگه این لحظه باید فضا رو باز کنی حلوا رو بخوری نری به زمان در آینده نیست در گذشته نیست همین لحظه فضا رو باز کن حلوا رو بخور سر نکش از حرف زندگی سر نکش البته این بیت از یه قصه ای هست ولی تفسیرش اینه که من نمیفتم در زمان مجازی که این حلوا در آینده است من در این لحظه فضا رو باز میکنم حلوا رو شیرینی زندگی رو خرد زندگی رو میچشم آمد شراب آتشین ای دیو غم کن جینشین ای جان مرگندیش رو ای ساقی باقی درا ساقی خرامان رسید شرابی که عشق در من شعله ور میکنه منو با او یکی میکنه اومد ای دیو من ذهنی که غم میاری برو یه گوشه ای بشین وقتی فضا رو باز میکنی شما این دیو میره من ذهنی میره یه گوشه ای میشینه و این جان مرگندیش جان من ذهنیه دائما مرگ میاندیشه این بیت نشون میده که من ذهنی دائما به سوی نابودی خودش میره و نابودی دیگران میره رواداشت زندگی نداره ای جان مرگندیش برو دنبال کارت فضا رو باز کن ای ساقی باقی ای خداوند بیا جام بقاجی رو بهل جام خواب پرده بود خواب و هجاب ایان ساقی باقیز خوش و آشغان خاک سیه بر سر این باقیان زهر از آن دست کریمش بنوش تا که شوی مهتر حلواییان دیگه با آوازم خوندین اینو شما الان فضا رو باز کن جام بقا رو بگیر و جام خواب ذهن رو بذار کنار برای اینکه پرده خواب ذهن پرده بین ماست و خدا دیدن بر حسب همانیدگی یا خواب ذهن و یک هجاب کاملا عینی بین ما و خداوند فضا را باز کن ساقی باقی همیشه میخنده همیشه خوشه امروز گفت یه درخت خندانه درخت گل خندانه ما هم باید باشیم ساقی باقی است خوش و عاشقان فقط عاشقان که جنس اصلی خودشون رو فهمیدند خوشند بعد اون موقع بقیه که من ذهنی دارن دائما میخوان غصه بخورن خاک بر سرشون و فضا رو باز میکنیم اگر من ذهنی میخواد درد بکشه بکشه زهر رو از دست کریم خداوند میخوریم تا بشیم ما سرور حلوایان بله جام مباه آمد این نوش کن باز رو از غابه رو از ماجرا این بیت بسیار مهمه میگه الان با این فضاگوشایی جام مباه آمد این جام مباه شما رو از حلال و حرام بیرون میاره نمیگه که این, این رواس این نارواس این جام که از طرف زندگی میاد باید بخوری جام مباه رو باید بخوری حالا بز اسمش رو بذار حلال ولی نریم به حلال و حرام ذهنی این وقتی مباه میگه به دلیلی مباه میگه وگرنه میگفت جام حلال آمد جا مباه میدونین که بخوری هم میشه نخوری هم میشه این کار میتونه بکنه میتونه نکنه از نظر شرعی ولی این جام شما با عقل و خرد خودتون تشخیص میدین که باید بخورم اینجا جام مباه یعنی جامی که باید بخوری حتما جام مباه آمد آگاه باش نوش کن دوباره بره از گذشته و از ماجرا گذشته میدونین قصه زندگی ماست که ما باش همانیده هستیم و این قصه زندگی همیشه به سمر نرسیده است داره میره در آینده در زمان مجازی به سمر برسه شما باید از گذشته برهید باید از گذشته ببریم بیرون در واقع گذشته و آینده دویی ذهن هستند و توهم هستند و دیگه اینا رو شما میدونین البته میدونین که فقط این لحظه وجود داره شما فضا رو باز میکنید به سن دست میزنید اون سیستم ذهنی که یک گذشته به سمر نرسیده و ناراضی داره میره آینده این من ذهنیه پس باید فضا را باز کنی از گذشته و از ماجرایی که ذهن درست کرده ذهن برای خودش یه من درست کرده برای کسای دیگه هم من درست کرده این منها مجهز به همانیدگی هستند همه بر حسب همانیدگی میبینند همه شو مسئله ساز هستند دشمن ساز هستند درد ساز هستند کارافزا هستند در این اوزا و احوال این جهان که ذهن درست کرده و ذهن میبینه ما اسمش گذاشیم ماجرا ماجرا یعنی ماجرای حوادث و طرز برخورد من طرز دید من از ماجراها جهان چجوری کار میکنه هر کسی دید ذهنی داره که ماجرا رو اونطوری میبینه و این دید دید زندگی نیست دید ماجراست حالا به شما بگم بیا بشین ببینیم این دنیا چجوری کار میکنه برای خودت یه چیزهایی درست کردی میگه من میگم این طوریه. شما دیدی از ماجرا دارین ذهنتون اون طوری میبینه این ماجرای زندگی ذهنی در این جهان مردم رو مشغول کرده مشغول کرده که مسئله سازند مثلا مسئله رو حل کنند چالش به وجود بیارن ما برای همدیگه چارش به وجود میاریم درد به وجود میاریم راه رو گم کردیم در واقع یه جوری بشریت گذشته رو داره ادامه میده داره میری به سوی آینده در زمان مجازی بشریت دست به سن نمیزنه این داره میگه که باید فضا رو باز کنیم به سن دست بزنیم مهم نیست در گذشته چه اتفاقی افتاده اگر شما از گذشته بیرون نپریدید در گذشته هستید حتما در ذهن هستید هیچ موقع نذارین یکی شما رو به گذشته ببره حتی مسئله داریم با یکی یکی از کاربردهای عملی این بیت بگی شما بگیم بیا سون داشته باشیم راه حل پیدا کنیم گذشته نمیریم الان ببینیم مسئله رو چجوری باید حل کنیم گذشته هر اتفاقی افتاده که افتاده ولی من ذهنی دائما میره به گذشته وقتی یکی میره گذشته شما اگه اختلاف زناشویی دارین گذشته رو رها کنید الان باید ببینید چیکار باید بکنید فضا رو باز کنید با سن را حل پیدا کنید نذارین یکی شما رو به گذشته ببره به گذشته میبره میکشه به ماجرا ماجرا یک شبکه ارتباط حوادث در ذهن در بر اساس سبب سازی ما میگیم این کار رو میکنند اینطوری میشه این کار رو میکنند اینطوری میشه و دارن سون و غذا و کنفکان رو انکار میکنن کنار میذارن در جهان مردم میخواهند چالش ها رو با سبب سازی ذهنی فارغ از غذا و کنفکان و سون حل کنه نمیشه میگه معشوق خرامان داره میاد فضا کشایی کن رحمتا در رحمت این جام مباه رو بخور جام عقل درست مثل در میگه جام خرد بخور جام عشق بخور اینو باید بخوری نوش کن و خواهی دید که گذشته همش مجاز این ماجرایی هم که مردم درست کردن اینم مجاز شما ببینید که از ماجرا میتونیم بیرون بپرین با فضا شما میتونید قلمی در دست خداوند بشین خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقریب رب بخوابین از این ماجرا این ماجرا در واقع سبب سازی ذهنی است که من فکر کنم اون شعر ماجرا را هم داریم اینجا ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده بگذرزه آفریده بنگر در آفریدن میبینین که ماجرا بر اساس آفریده است بر اساس گذشته است بر اساس اتفاقات اتفاقات منجر به اتفاقات میفتن فارغ هستیم ما به عنوان آفریننده و سون و موجود فضاگوشا پس عاشق تنها شما تنها هستین در این آفریدن به تمام عاشقان جهان گزیده هستین از آفریده از آوردن آفریده به مرکز به پرهیز بنگر در آفریدن هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد شیرینتر و نادرتر، تر شیوه پیشینش اینم هم که میدونین لحظه به لحظه یک شیوه نو از سن و از غذا و کنفکان با فضا ما بیرون میاد بنابراین گذشته رو رها کنید آینده رو بر اساس امتداد گذشته نسازید الست میگه که آینده ما لازم نیست امتداد گذشته باشه الست میگه ما میتونیم در این لحظه به سرن دست بزنیم و آینده رو درست کنیم بر گذشته حسرت آوردن خطاست باز نایت رفته یاد آن حباست نباید به گذشته حسرت بخوریم به یاد آوردن آن بیهوده است و اینم میدونین سری میخونم تا گشاید عقده اشکال را در حدث کرده است زرین بیل را عقده را بگشاده گیری منتهی عقده سخت است یا عقده سخت است بر کیسه توهی در گشاد عقده ها گشتی تو پیر عقده چندی دیگر بگشاده گیر ما الست و زندگی آفریننده ما رو که توانایی سن داره که میتونیم با فضاگوشایی دست بهش پیدا کنیم کرد، کردیم تو حدث کسافت کسافت همانیدگی ها یعنی جذب همانیدگی ها شدیم ما هر لحظه که نیروی زندگی رو میگیریم مسئله میسازیم و مانه میسازیم و درد میسازیم در واقع بیل زرین زندگی رو یا آفری آفریدگاری رو باش مدفوع این ورم مثل این که داره میگه تا گشاید جیره های اشکال را تا میخوایم مسائلی که درست کرده ذهن حل کنیم در این ماجرای زندگی که ذهن درست کرده زرین بیل منو در کسافت کرده ایم تو میگه به عنوان انسان با فضاگوشایی ما به انتها رسیده ایم. ما میتونیم تبدیل بشیم به او منتهی هستیم ای به انتها رسیده تو اقده های من ذهنی رو گشاده بگیر شما هیچ مسئله من ذهنی رو جدی نگیرین دست به سون بزنین نذارین مسائل شما رو دوباره بکشن به مسائل مسائل شما رو ببرن به گذشته این خیلی مهمه اینا رو میاریم که شما به گذشته نرید و شما رو میبرم به گذشته من ذهنی شما رو به گذشته خواهد بود شما نرید میگه این مسائل ذهنی اقده های ذهنی جرههایی هستند که بر کیسه توهی زده شده اگر این کیسه رو باز کنید توش چیزی نیست یعنی اگر مسائل ذهنی رو هم حل کنی باز هم چیزی توش در نمیاد باید دست به سن بزنه در گشادن مسائل ذهنی تو پیر شدی فرض کنین مسائلی هم که درست کرده اینا هم حل شده از حل کردن مسائل ذهنی با ذهن دست بردار دست به آفرینندگی بزن در واقع شما باید دست به سن بزنید مسائلتون رو حل کنید مسئله جدید خلق نکنید همانیدگی هاتون رو بشناسی بندازید همانیدگی جدید درست نکنید بی خودم و مست و پراکند مغز و نب... نکو گویم افسانه را من به عنوان هوشیاری پراکنده شدم ولی هنوز امتداد زندگی هستم بی و مستم اگر فضا گشاهی کنم اگر پراکندگی رو بردارم جمع کنم خودم یه جمع کنم از این همانیدگی ها من میتونم افسانه زندگی رو خوب زندگی کنم گفت دیگر برگذشته غم مخرد چون ز تو بگذشت زان حسرت مبر اینم یه بیت دیگه است که شما میتونید یادتون باشه به گذشته غم نخوریم اگر یه چیزی از ما گذشت به گذشته حسرت نمیخوریم بله اینو داشتم میگفتم از ما و قصد ها در ماجرا گاه گاهی راست می آید تو را تا به تم آن دلت نیت کند بار دیگر نیتت را بشکند در ماجرای حوادث و علت معلول ها که در واقع در این جهان حسلان شما می بینید چه چجوری جوری شبکه علت معلولی ذهنی به هم پیوسته هست این ماجرای ماست در داخل این ماجرا ما از میکنیم قصد میکنیم جهگاهی با سبب سازی به نتیجه میرسیم میبینیم این کارو میکنم این کارو میکنم این کارو میکنم اینجا میرسم میریم میرسیم واقعا بنابراین تمام میکنیم دوباره نیت کنیم این دفعه که میگیم سبب سازی بکنم به یه چیز دیگه برسم نیت ما رو خداوند میشکنه به یه که منم هستم به من توجه کن فضا رو باز کن این دو بیت خیلی مهمه ازش گذاشتم بیت بعدیش هست ور به کلی بی داشتی دل شدی نومید عمل کی کاشتی یعنی اگه نمیذاشت در سبب سازی ما به یه هدفی برسیم ما اصلا به کلی ناامید می شدیم آرزو نمی کردیم زندگی می خواد ما آرزو بک... آرزوی ذهنی بکنیم با سبب سازی بریم به طرفش بعضی موقع موفق بشیم دوباره طمع کنیم اون کار رو بکنیم بعد نیت ما رو بشکنه بگه که فضا رو باز کن منو بیار اینم یک روشی است که خداوند پیدا کرده و ما متوجه نمیشیم چرا وقتی سبب سازی میکنیم به اون هدف میرسیم میگیم خودم کردم چقدر عاقلم وقتی که نمیرسیم گیم نذاشتن فلانی نذاشت خراب کردن همسرم نذاشت بچه هم نذاشتن پدر مادرم نذاشت دوستان نذاشت دشمنان نذاشتن بیشتر اوقات دشمنان نمیذارن شما نگاه کنید چقدر ما میگیم دشمنان نذاشتن دشمنان هم نبودن خداوند بود این داریم میگه ساغر اول چو دوت بر سرد سجده کند عقل جنون تو را میگه یه ساغر بخوری یه گیلاس بخوری فضای گشوده شده بدون که این عقل من ذهنی تو سجده میکنه به این هوشیاری جدید که به نظرش این جنونه پس توجه کنید که شما از خودتون بپرسید واقعا ساغر اول رو خورده اید اگر مرکز عدم بشه و فضا رو باز کنین یه گیلاس بخورین از شراب زندگی این عقلی که نمیذاشت ماجرا درست کرده بود هزار جور اشکال داشت اگر واقعا فضا رو شما باز کنید و نترسید مرکز آدم کنید ساغر اول چو دوت برسرد این عقل من ذهنی از کار میفته سجده میکنه این عقل جدید رو با مرکز عدم که به نظر جنوم میاد درسته بله فاش مکن فاش تو اسرار و عرش در سخنی زاده ز تحت از سرا و الان داره میگه که اسرار عرش اسرار این فضای گشوده شده است میگه اینو به زبان ذهن نگو میرم نصیحت نصیحتی است که مولانا به همه ما میکنه چون مردم به اشتباه میاندازه مردم با ذهن میرن این کارا رو میکنن به نتیجه نمیرسن یا میخواد بگه که این به ذهن در نمیاد با ذهن عمل نکنید موفق نمیشین فاش مکن فاش یعنی فاش نکن به ذهن در نیار سخنی زاده ز تحت از سرا تحت از سرا یعنی زیر زمین خاک زیر زمین یعنی ذهن به زبان ذهن سخن عشق و اصرار عرش یعنی اصرار فضای گشوده شده کم بگو یا اگر میگی مواظب باش برای اینکه مردم به اشتباه میوفتند و اگر مردم به اشتباه بیوفتند اگر اول کار باشی تو ممکنه که ضرر کنی از, از راه برگردی تو رو پشیمون کنند پس روی خودت کار کن و فضا رو باز کن اسرار اینو فهمیدی تو فعلا اینو به سخن زن در نیار فاش مکن فاش مکن فاش تو اسرار فضای گشوده شده را در سخنی که به وسیله زن ساخته میشه بله یعنی های ذهنی این صحبت ها رو ذهنی می کنند و میرن اجرا می کنند نمیشه میگن نمیشه ما امتحان کردیم نشد کما اینکه خیلی از بینندگان فعلا با ذهنشون گوش می کنند. به حرف مولانا با من ذهنی گوش نکنید گفتیم این هوشیاری تحت از سرا هوشیاری ذهنی برای روشن کردن اون چراغه برای فهمیدن این که یه کارهایی رو نباید بکنیم یه کارهایی رو باید بکنیم ولی درست مثل یه درسی است یک نفر معلم شنا به شاگردش کنار استخر میده میگه باید بپری اون تو شنا بکنی این چیزایی که من گفتم اونجا خودت میفهمی شما هم نباید فقط به ذهن در بیاری و تمام بشه بره اگر به ذهن گفتیم الان باید فضا رو باز کنی اسرارش رو در درون خودت بفهمی نه اینکه فقط دوباره بیاری اینها رو به ذهن بگی بگی به ذهن بگی به ذهن بگی نه اون فایده نداره کمکی به تو نمیکنه بله خموش باش خموش باش در این مجمع او باش مگو فاش مگو فاش زمولی زمولی و زمولا پس خموش باش خموش باش در این من منهای ذهنی و فاش نگو فاش نگو از سرور و از بنده یعنی نگو بندگی چیه و سروری چیه به زبان ذهن نگو بر راز مگو رو عجمی سازخیش یاد کنن خاجه علیانه را پس برو خود تو به نادانی بزن خاموشی بزن بگو نمیدونم راز رو به, زبان ذهن نگو یاد کن اون خاجه الیانه یعنی خداوند و که او دائما خموشه شما هم اگر شاگرد مولانا هستیم بیشتر خاموش باش و در درون فضا رو باز کن روی خودت کار کن چراغ است دل بیدار به زیر دامنش میدار از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد وقتی دلت بیدار میشه فضا رو گشوده این و گشوده هست تا حدود زیادی تو اینا به زیر دامن حفظ کن این همه به زبان ذهن در نیار حرف نزن برای اینکه هوای بیرون شور شر داره ممکنه چراغ تو خاموش بکنند من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت سر به جنبان که بلی جز که به سر چیز مگو پس فضا رو باز کن او به گوش شما سخنهای نهانی میگه خودت به گوش خودت میگی فقط سرتو به جنبان به ذهن در نیار شما هم الان دارین دیگه به یاد میگیرین که چیزها رو به ذهن در نیارین حتی اگه ذکر میگیم در واقع انتظار ما این فضا گشوده بشه شما دیگه باید با فضای گشوده شده عمل کنید بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی دل دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. در این قسمت چند بیت از مصنوی دفتر شیشم خواهیم خوند. که مربوط است به سه تا پسری که از پسر پدرشون که شاهه جدا میشند در واقع شاهزادند تا برند املاک پدر رو بگردند و اداره درون و بیرون خودشون رو یاد بگیرند این مصنوی از بیت سی و شیش سی دفتر شیشم شروع میشه و این قصه یکی ای از قصه های طولانی دفتر شیشم که تقریبا با این قصه هم تمام میشه مصنوی ولی قبل از اینکه شروع کنیم به این قسمت این قصه که البته قسمت کوچیکی قبل از اینم هست که میگه این سه تا پسر هر سه قابل هستند بسیار با استعداد هستند و شروع میکنم به این سفر پسر بزرگ ظاهرا عجله میکنه موفق نمیشه و مراد از این سفر در واقع سفر شاه به شاه هست یعنی شاه خداوند هست شاید هم این سه پسر سه تا حالت سلوک هست که انسان انتخاب میکنه دوباره به شاه به پیونده چه مولانا میخواد توضیح بده که پسر اول و دوم اشتباه میکنند پسر سوم که کوچکتر از همه است و کاهلتر از همه است او به مقصد میرسه از شاه به شاه یعنی اینکه ما از خداوند جدا میشیم این همون الاست است و شروع میکنیم به سفر و الان خواهیم خوند شاه وصیت میکنه که در راه یه قلعه ای است که اسمش قلعه هوش باست هوش رو میدزده وارد اون قلعه نشید و منظور از اون قلعه همین ذهن است و سه پسر اول میگم بله باشه اطاعت میکنیم ولی اعتماد به خودشون دارند و رابطه را میبرند و بالاخره چون شاه اونها را ممانعت کرده بود و انسان من ذهنی علاقه داره به چیزی که مانعش میشند هر سه وارد این قلعه میشن. اونطوری که مولانا توضیح میده این قصه ها رو این پسر بزرگتر ظاهرا اگه بخوایم خیلی خلاصه کنیم عجله میکنه عجله من ذهنی او را از پا در میاره نمیتونه به جایی برسه پسر دوم چه ظاهرا یه خود بهتر عمل میکنه بر سوگ برادر بزرگتر میشینه و و به نظر میاد اون هم رحمت در رحمت رو ادامه نمیده یه جایی به رحمت ایزدی بسنده میکنه او هم موفق نمیشه پسر کوچی که کاهل کاهله به نظر میاد منظور از کاهلی و تنبلی با ذهن اصلا کار نمیکنه دائما فضا هاست او موفق می شه. و در این قسمتی که میخونم راجع به قلعه هشت رو همین ذهن و چند مطلب دیگه از جمله میگه اینها انشالله نگفتند یعنی فضاگوشایی نکردن لحظه به لحظه و حزم ملتوی نداشتند و متوجه نشدند که اگر شاه مانع شده گفته این قلعه نرین مخصوصا هم این قلعه دور از گذرگاه های عادی بود یعنی ذهن اگر گوش می واردش نمی شدند یا زود خارج می شدند ولی انقدر هوشیار نبودند که به طرف چیزی نرن که ازش من شدند و در همون جا میگه که اونهایی که اهل پرهیزکاری هستند من بهشون کمک میکنه ولی اونهایی که من ذهنی دارند من اونها رو برمیانگیزه که بیشتر این خطا را بکنند ولی یه کمی توضیح بدم از شاه به شاه این طرح و همه عارفان پسندیدن که ما از خداوند جدا میشیم و پس از تایی مسیرهایی که تکامل اشیایی رو میدونید از اول جماد بعد نبات بعد حیوان بعد ذهن انسان از ذهن انسان آدم باید یه راهی پیدا کنه که در این ذهن نمونه و بشر در این ذهن گیر کرده و تعالو کنه قل تعالو کنه و از این ذهن بالا بیاد و دیدم بر حسب باورهای گذشته رو متوقف کنه این کار رو نمیتونه بکنه و مولانا این همه صحبت میکنه میخواد ببینه که ما رو میتونه بیدار کنه که از لغزش ها در داخل ذهن دوری کنیم و نلغزیم ولی با توجه به اینکه ما منهای ذهنی خیلی اعتماد به خودمون داریم در واقع اعتماد به من ذهنی داریم و در سبب سازی هستیم به راهنمایی های بزرگان گوش نمیدیم بالاخره اشتباه میکنیم و اگر شما این ابیات رو زیاد بخونید احتمال وجود داره که یک دیر جامعی از راهنمایی های مولانا داشته باشین و لغزشگاه ها رو خوب ببینید و نلغزید این مستلزم کار رو خود آشنایی با ابیات و کاربرد ابیات تکرار اون هاست فضاگوشایی مرتبه که در اینجا همین سر استثناست گفتم سر استثناء و هضم ملتوی در همین قسمت اومده مولانا توضیح میده که این زخمه هایی که داریم در واقع برای این است که ما رایز بودن و تربیت کننده بودن خداوند رو نمیشناسیم نمیبینیم که چه کسی بر گردن ما به صورت اسب لگت میکوبه و افسار میکشه و تمام زخم ها رو از افسار میدونیم و اینها رو سبب سازی ذهن نشون میده اما از شاه به شاه یعنی ما به صورت هوشیاری جدا میشیم و در ذهن قرار است که ما این کوته بینی و این چراغ هوشیاری جسمی رو بذاریم کنار و ازش بهترین استفاده را بکنیم تا چراغ دیگری را همطور که مولانا میگه روشن کنیم و بنابراین هوشیارانه به بینهایت و ابدیت شاه زنده بشیم گاهی اوقات شما ممکنه با ذهنتون بپرسیم برای چه چه چی بشه مثلا یعنی چی که انسان به صورت هوشیاری از خدا جدا میشه دوباره باید هوشیارانه به او زنده بشه این جواب شما این سوال شما جواب نداره و علتش این است که ذهن ما مادی هست و دنبال سود میگرده دائما میپرسه برای چه به چه منظوری و این منظورها همه مادی هستند مثلا آدم خونش بزرگتر میشه پولش زیادتر میشه بهتر میبینه یا حالا هر چی که شما میگیم با ذهنتون هیچ کدوم از این دلایل نمیتونه مقبول باشه که خداوند به خاطر این دلایل ذهنی که ما با سبب سازی پیدا میکنیم این طرح ریخته و هیچ مدل فیزیکی یا ریاضی هم نمیشه تهیه کرد که جواب اینو بده که چرا ما باید به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم تازه زندگی از ما استفاده کنه که همه موجودات رو به شناسایی خودشون برسونه که اصل همه اینها خداونده یعنی مثل اینکه داریم میگیم خداوند میخواد که همه چیز بالاخره یه روزی در قیامت طولانی که الان فعلا مشخص نیست به او زنده بشن شما ممکنه پرسیم برای چی هستن که چی بشه ما نمیدونیم جوابش هم با ذهن مشخص نمیشه پس ولی میدونیم که فعلا معمولیت ما که افتادیم تو ذهن این است که از این ذهن همانیده خارج بشیم و به او زنده بشیم بعضی از خاصیت های اونها رو هم شاه رو هم شناخته ایم و فهمیدیم بنا به ما از جنس او هستیم هر خاصیت خدا داره ما هم داریم از جمله فضاگوشایی و چش آمدن که امروز هم خوندیم گفت این عدم رو شرح بده یعنی باز کن کار ما فقط اینه که این عدم که از جنسش هستیم ای باز کنیم باز کنیم باز کنیم بی نهایت باز کنیم و اگر شما این برای چه این برای چه جوابشو پیدا نکنید میشه مانع در ذهن شما و سرگذشت این تا شاهزاده را که ما میخونیم متاسفانه موانعی پیش میاد که باز هم خود ساخته از در خوندن داستان این سه شاهزاده و عمل اونها گاهی اوقات ما میفتیم به ذهن میگیم که اینا اصلا هیچ کار غلطی که نمی کنند شاهزاده بزرگ کار غیر عادی و غلطی نمی کنه ولی اگر دقت کنیم خوب مولانا داره توضیح میده که چه اشتباهی میکنه و اینها رو باید دقیق بخونیم نه با من ذهنی و یک پیشنهادی که من دارم اینه که شما هیچ موقع سوال نکنید در این زمینه ها که چی بشه مثلا چون شما داریم با ذهن همانیده بر اساس منافع مادی و سببسازی فکر میکنید این خیلی محدود بهتر اول ما اصلا سوال نکنیم سوال ذهنی دارم از شاه به شاه و میگم آ. از شاه به شاه میخوایم برسیم منتها وقتی میرسیم کاملا هوشیار شدیم به خودمون اون چیزی که از جنس شاهه کاملا از جنس شاه شده هوشیارانه و قرار شد که نپرسیم که برای چه ازم ره کردند آن هر سه پسر سوی املاک پدر رسم سفر در تواف شهرها و غلهاش از پی تدبیر دیوان و معاش دست بوس شاه کردند و ودا پس بدیشان گفت آن شاه متا متا یعنی اطاعت شده واضحه که همین خداونده شاهه پس راه افتادند این سه پسر راه افتادن به سوی املاک پدر املاک جمع همطور که میبینید پادشاهی به اصلاح قلم پادشاهی قلم پادشاهی خداوند همه این کائنات و ما راه افتادیم که طرز اداره این املاک رو یاد بگیریم قدیم ها پادشاهان پسرای خودشون رو که جانشینشون بودن به صورت ناشناخته میفرستادن سفر بدون تشریفات و بدون که کسی باشون باشه و اینا خلاصه برن بیفتن به زحمت و سردی و گرمی دنیا رو بچشن و پخته بشن برگردند داره همینو میگه پس متا یعنی اطاعت شده آنکه مورد اطاعت باشد معاش زندگی زندگانی بله و پس رسم سفر یعنی بدون تشریفات سلطنتی و اینا و معاش زندگی و اونیکییعنی کشورداری خلاصه هم درون خودشون اداره کنند هم هر چیزی رو در بیرون برای همینه که ما باید ارتعاشی بکنیم که خرد زندگی رو به کائنات پخش کنیم البته ممکنه شما بپرسین که حالا ما خودمون رو نمیتونیم اداره کنیم این حرفات چی شما میزنید ما خودمون رو نشناختیم ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم ما ضعیف شدیم ما در دیدن با من ذهنی خیلی گسترده شدیم همینطور که غزل می گفت ما در گذشته هستیم هنوز در ماجرا هستیم ما آلوده غم شدیم همینطور که الان اینجا هم توضیح خواهد داد پس دست شاه بوسیدند و ودا کردند و اون شاه یعنی خداوند به اونا گفت چی گفت؟ گفت هر کجا تان دل کشد آزم شوید فی امان الله دستفشان روید غیر آن یک قلعه نامش هوشربا تنگ آرد بر کلهداران قبا الله الله زان دز ذات و صور دور باشید و بترسید از خطر بله فی امان الله یعنی در امان خدا دست یعنی رخت در حال رقص و شادمانی کلاهدار یعنی کلاهدار یعنی پادشاه شاهزاده غبار را بر کسی تنگ آوردن یعنی عرصه را بر کسی تنگ کردن هم که در ذهن عرصه برای ما تنگ شده دز یعنی دژ ذات و سوبر یعنی پر از نقش و نگار پس ببینین که شاه به ما میگه که حالا ما انتخاب میکنیم کدوم یکی از این پسرها باشیم در زمین پسر که میگیم معنیش نیست که خانم ها جزوی نیستن یه تمثیلش پسره خانم و آقا با هم فرق ندارن پس این, این صحبت شامل خانم ها هم میشه میگه به هر جا که دلتون خواست بریم اختیار داریم و در امان من هستیم یعنی هیچ آسیبی به شما نمیرسه برای اینکه از جنس من هستیم و دائما باید رقصان و شادم بشید. برین چون از جنس من هستین امروز در غزل خوندیم که من میخندم دائما گلبون خندان به دل و جان بگفت برگ مند هست به گلشن برا و و همینطور در بیت بعد گفت که گر نخریده از جهان رازقم مجده چرا داد خدا کشترا پس میبینی اینجا هم میگه که من ش... از جنس شادی هستم شما هم از جنس شادی هستین هر جا میرین رخصان و دستفشان باید برین پس خداوند نمیگه برین قصه بخورین غیر آن یک قلعه آن یک قلعه ذهنه اسمش هست هشربا هشربا یعنی رباینده هوش یعنی اون هوشی که من به شما دادم که در غزل بود برگ منت هست در غزل چی میگفت گلبون خندان به دل و جان بگفت برگ مند هست جنس منت هست سرمایه مند هست به گلشن برا بیا بالا به گلستان من در خارستان من هستی پس میگه غیر از قلعه زن که هوشی که من دارم اونو میدوزده یعنی همانیدن و دیدن بر حسب همانیدگی ها هوش خداگونه ما رو میدوزده و بر کلهداران شما همش از جنس شاه هستین پادشاه هستین و از جنس من هستین اونجا اگه وارد بشین عرصه براتون تنگ خواهد شد چون دیگه الان ما میدونیم وقتی بر حسبی همانیدگی میبینی درد ایجاد میشه انسان در همانیدگی ها و در درد دردها دردهای های اونها گم میشه و امروز میگفت به خانه نرو بیا بالای بام مرتب می که از گذشته و ماجرا به پر بیرون بله و بیا یه قده بخور قده اول که خوردی این عقل من ذهنی جیج میشه و تعظیم میکنه به جنون تو خلاصه اول کار خداوند به ما میگه که وارد نشین عرصه تنگ میشه بیچاره میشین بعد هم میگه خیلی خیلی مواظب باشین الله هله الله هله را وقتی مولانا میاری یعنی دیگه اصلا مواظب باشین این کار نکنید یا بگید تونم بگید تو را خدا تو را خدا به خودت رم کن زان دژه یعنی قلعه پر از صورت پر از نقاشی معنیش این است که ذهن همش با تصاویر ذهنی کار میکنه دور باشید از اون قلعه زن دور باشید و از خطر بترسید خداوند به این سه پسر میگه هر سه پسر بسیار معقول و عالی هستند بله رو و پشت برجه هاش و سقف و پست جمله تمثال و نگار و صورت هست همچون حجره زلیخا سور تا کند یوسف به ناکامش نظر چون که یوسف سوی او میننگرید خانه را پر نقش خود کرد از مکید میگه که همه جای این برج یعنی زن پر از صورته اصلا ذهن با صورت کار میکنه صورت های ساخته شده از فکر سقفشو دیوارهاشو کفشو همه جاش پر از تصویره اگه برین اونجا فقط تصویر خواهید دید و تمثیل میزنه مانند اتاق زلیخا که دیواراش و همه جاش و خودشو زده بود زلیخا خب نمیتونست به یوسف دست پیدا کنه و امتنا کرد به صورتش نگاه کنه میگفت که خیلی خب شما میاین اتاق من به من نگاه نمی کنین. هر طرف نگاه کنید من اکس ما زدم عکس منو میبینید بنابراین یوسف ناخواسته به هر طرف نگاه میکرد نمیخواست ولی زلیخا رو میدید درسته زلیخا نماد می همانیدگی است یک تصویری است از جهان تصویری است از این ماجرا که ما میبینیم چون که تا کند یوسف یوسف اصل ماست الست ماست و در ذات نمیخواد که به ها نگاه کنه درسته نمی... نمیخواد به همانیدگی ها نگاه کنه نمیخواد به ذهن نگاه کنه چیز ذهنی نگاه کنه ولی چون همه, همه جا عکسه هر جا نگاه کنه یک اثری از این جهان میبینه بنابراین خودش ذاتا نمیخواد ولی میبینه برای همین میگه زندگی گفته که به این سه پسر اون, اون, اون قله نرین خلاصه پس بنابراین یوسف وقتی به سوی او نگاه نکرد اون زریخا اتاقش پر از نقش خودش کرد از روی هیله مکید یعنی فریب نیرنگ پس تمثال یعنی صورت نقش تصویر حجره اتاق صور صورتها به ناکام میتونیم بگیم ناخواسته به کام نرسیده بله تا به هر سو کنگرد آن خوش ازار روی او را بیند او بی اختیار بهر دیده روشنان یزدان فرد شیش سهت را مظهر آیات کرد تا به هر حیوان و نامی کنگرند از ریاض حسن ربانی چرند و اینطوری میشه ما الان داریم از ذهن همانیده صحبت میکنیم که زندگی خداوند به شما میگه که وارد نشین به اینجا و اگر وارد بشین نباید ارتباطتون از, از من ببرین که الان میبینیم ارتباط رو میبرند برای اینکه پایی میگه خیلی اینا اعتماد داشتن به خودشون بنابراین استثنا یعنی انشالله گفتن که باید فضا و شاهی می یادشون رفت و بنابراین گرفتار شدن الان خواهیم دید چه گرفتار شدن ولی خوش ازار یعنی خوش صورت پس سلیخا کاری کرده بود که اون خوش صورت اون یوسف زیبا هر طرف که نگاه کنه بدون اینکه اختیار داشته باشه او را ببینه پس میبینه اینکه ما در ذهن اختیار نداریم چون به هر سو نگاه می کنیم که نگاه میکنیم ولو اینکه خیلی دقت میکنیم در سبب سازی ولی با تصویر کار میکنیم توجه میکنین بنابراین یک رویی از دنیا را بینیم که باش همانیده ایم در نتیجه قبلا خوندیم که ما جادو شدیم سهر شدیم این یه سر و نباید دست کم بگیریم گرفتار شدیم برای همینه که اون قسمت رو همیشه میکنم ما پندار کمال درست میکنیم درد درست میکنیم بل ناموس درست میکنیم ولی در بیت بعدی میگه که کسایی که چشم روشن دارن بهر دیده روشنان میتونیم بخونیم دیده روشنان هر دو درسته اما برای چشم اونایی که روشن هستند چیا روشن هستند اونایی که فضا رو باز میکنن یزدان یعنی خداوند یکتا این شش جهت این جهان رو پر از نشانه های خودش کرده پس توجه کنین دو جور دیدن هست یکی الان وارد ذهن شده همانیده شده از طریق سبب سازی و ذهن میبینه چه جنبه ای از این دنیا رو میبینه یک صورتی از زلیخا رو میبینه اما اگر کسی فضا رو باز کرده باشه چشمش روشن شده باشه با چشم عدم ببینه هر طرف در اینجا هم نگاه کنه چون خودش از جنس زندگیه زندگی میبینه به هر چیزی که نگاه کنه زندگی رو میبینه اشکال ما در ذهن این است که چون همانیده هستیم ما زندگی رو نمیبینیم بحر دیدهای روشنان یزدان فرد شش جهت یعنی این جهان رو شش جهت داره بله شش جهت نماد جهان مادی است جهان مادی محل ظهور نشانه های خداونده تا به هر حیوان یا جیا نامی یعنی جیا نگاه بکنند چون او رو میبینند از باغ زیبایی خداوند بچرند توجه کنید ممکنه که منظور از حیوان و نامی حتی انسانهایی باشند که هنوز به صورت جیاه یا به صورت حیوان یا به صورت جماد در میاند پس آدمی مثل مولانا اگر به یه انسان من ذهنی نگاه میکنه حتی اینم بسیار قسی قلب امروز غزل داشت که شما مرکز رو مرمر کردین یه چیز سفتیه از جنس جماعت شدین شما قرار بود بالا برین چرا برگشتین رفتین پایین پس مولانا به, به هر کسی که دوباره میره نامی میشه یا حیوان میشه یا جماد میشه باز هم او رو به صورت زندگی میبینه اتفاقا اینجا یه کلیدی هست چون به صورت زندگی میبینه زندگی رو در او به قلقلک در میاره به ارتاش در میاره و کار ما همینه کار ما این است که خودمون و خودمون فقط به زندگی زنده بشیم اگر به زندگی زنده بشیم به زندگی ارتعاش کنیم در تمام انواع و اقسام انسان ها فقط او رو میبینیم یعنی خداوند رو میبینیم وقتی ببینیم خداوند رو در او شناسایی کنیم اونها از جنس خداوند میشن تا به هر حیوان و نامی کنگرند از ریاض حسن ربانی چرند از طرف دیگه چون خداوند خودشو در هر باشنده ای در هر مخلوقی به صورت خلع نفوذ داده اگر ما از اون جنس خلع بشیم در اون ما باز بشه اون خلع رو میتونیم در اونها ببینیم همه موجودات از جنس او هستند صحبت اینه بله بر این فرمود با آن اسبهو حیث و لایتم سم و سما و چهو پس بنابراین بحر این فرمود با آن اسبهو حیث حیث و لایتم و و چهو پس از این رو خداوند خطاب به خیل مؤمنان یا به فرزندان شاه به فرزندانش این طوری گفت چون هنوز شاه صحبت میکنه به هر طرف که روی کنید همانجا ذات الهی است درسته اسپه مخفف سپاه هست لشکر پس میگه که البته این آیه قرآن مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر جایی که روی کنید و عین ما میبینید هر جا روی کنید فسمه یعنی همونجا جا پس همانجا رو به خداست جالب این قسمت آخر این آیه که واسع و علیم اومده واسع یعنی فضا و داناست و ما هم از این جنس هستیم پس اگر ما واسه یعنی فضا و در نتیجه دانا باشیم میتونیم در انسانها ها ولو اینکه از جنس های پایین دست هستند میتونیم خداوند رو ببینیم زندگی رو ببینیم و این روش به اصطلاح کمک به موجودات دیگه است روش کمک ما به همه چیز در جهان که باید کمک کنیم گفتیم از شاه به شاه وقتی دوباره به شاه میرسیم از جنس بینهایت شدیم از جنس ابدیت شدیم یعنی اومدیم به این لحظه ابدی ساکن شدیم و عمقمون بینهایت بینیاز شدیم واحد شدیم خلاصه همون خاصیت هایی که خداوند داره ما هم داریم و این خاصیت رو که در غزلم بود که برگ منت اون برگ بیبرگی رو در همه چیز میتونیم ببینیم و دیدن اون کمک میکنه و از اینجا نتایج شما میتونیم بگیرین که اگر شما به عنوان پدر و مادر به زندگی زنده بشید بچهتون رو میبینین که اینم از جنس خداست یعنی همون خداییت رو و زندگی رو در اونها میبینید و دیدن اون اون خداییت رو به ارتعاش در میاره و اون زنده میشه اون به ارتعاش در بیاد فورا انسان ها میفهمن که انگار یه اتفاقی میفته در اونها کما اینکه میبینید وقتی این اشعار مولانا رو میخونید اون اتفاق رو در درونتون میبینیم پس از یه مدتی میبینیم که انگار مثلا یه آرامش دیگه ای از یه جای دیگه میاد برای شما یه شادی بیسبب میاد که شما رو بینیاز نیاز میکنه از خوشی هایی که اینجا هم به شما میده اون تحولات شما در درونتون میبینید و عینا اون تحولات رو میتونید در آدم دیگه هم به اصلاح به وجود بیارید بله پس بنابراین حالت واسه بودن و دانا بودن خاصیت مام هست در صورتی که از جنس زندگی بشیم پس یادمون نره قرار گسترده بشیم وچمک گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق ام بساد اینقدر منبسط بشیم منبسط بشیم منبسط بشیم, منبسط بشیم. که ما فضاگوشایی و انبساد رو در تمام لحظات بدون توجه به نوع اتفاق اجرا کنیم فضاگوشایی یه فن نیست که خداوند به ما یاد داده و باید اجرا کنیم نمی کنیم ما انقباز رو اجرا می کنیم انقباز خاصیت من ذهنیه درسته پس دو جور دید داریم یکی دید من ذهنی که اصلا خداوند رو نمیبینه همه چیز رو مجسمه میبینه بیروح میبینه ولی دید روشنان اینطوری نمیبینند و این بیتم جالبه منطقه از جای دیگه هست حیث ما کنتم فولو وچکم نه و هو لذی لم ینحکم در هر وضعیتی هستید روی خود را به سوی آن وحدت یا اون سلیمان یعنی خداوند یا زندگی اون شاه بگردانید پس فضاگوشایی کنید در هر وضعیتی هستید فرق نمیکنه که این چیزی است که خدا شما را از آن باز نداشته است پس میبینین که خداوند ما را فقط از یه چیزی باز نداشته اونم فضاگوشایی و, و رو کردن به اونه و اتفاقا همه کار میکنیم غیر از این کار پس همه کارهایی رو که از ما به اصلا ما رو من کرده ما اونا رو انجام میدیم خود چیزها رو به مرکزتون نیارین وضعیت رو نیارین هر جا هستین رو به من کنید برای که رو به اون بکنیم باید فضا رو باز کنیم و خدایی رو که در درون ماست ببینیم و این به صورت عدم ظاهر میشه ما چون دائما انقباز میکنیم و منقبض میشیم و مرکز منو از عدم در میاریم و چیز میکنیم ما هیچ موقع این کار انجام نمیدیم و یواش یواش میفهمیم چه کارهای غلطی میکنیم بله خودش توضیح میده از قده گرد در اتش آبی خورید در درون آب حق را ناظرین آنچه عاشق نیست او در آب در صورت خود بیند ای صاحب بسر صورت عاشق چفانی شد در او پس در آب اکنون چرا بیند بگو بله قده پیاله صاحب بسر یعنی بینا همسیل میزنه میگه که انسان اگر از قده به علت تشنگی آبی میخوره درون آب ناظر خداونده یعنی چی این؟ یعنی ما غذامون هوشیاریه اگر ما من نداشته باشیم از چه هوشیاری استفاده میکنیم؟ هوشیاری نظر. فضا را باز میکنین شما از جنس زندگی میشین. خداوند میشین. پس جنس زندگی از همون جنس زندگی آب میخوره. آب از اونجا میاد دیگه. فضا را باز میکنین آب از کجا میاد؟ از طرف زندگی میاد. در اونجا شما چیو میبینید؟ میگه خداوند رو میبینید. چون روشن دیده اید. پس میبینین که دو جور آدم هست. یکی فضا است که عاشق عاشق واقعیه. یکی فضا بنده که عاشق نیست. در این صورت در آبی که میکنه آب هوشیاری جسمیه. در اون چی رو میبینه خودشو. منشو میبینه. ای صاحب بسر. شما که صاحب بسرین صاحب بسری یعنی چشمتون عدمه الان دیگه میدونید ولی اگر صورت این انسان که عاشقه منتها عاشق عاشقه ولی من ذهنی داره یه عاشق است که من ذهنی نداره این عاشق واقعی است درسته عاشق واقعی فضا گشاست من ذهنی نداره این لحظه آب میخوره آب حیات میکوره زنده به زندگی و همون خداوندم هست ولی اگر من داره با منش عاشقه پس عاشق واقعی نیست میگه این شخص که هوشیاری جسمی داره خودشو میبینه من ذهنیشو میبینه توجه میکنید تمثیلش اینه که شما یه کاس آب خوردین برداشتین خب به آب نگاه کنین اگه تصویر داشته باشین رو میبینه شما عکستون تو آب میفته ولی اگر هیچ باشین در آب چی رو میبینین؟ هیچ هیچی نمیبینین هیچی همون خدا زندگی پایین هم میگه صورت عاشق اگر در و فانی باشه اگه شما فانی شدین پس این احتمال میده که انسان باید فانی بشه این مجده است به ما انسان ها که همین سه پسر که وارد قلی هشتبا خواهند شد پس از ورود هم میتونند من ذهنی را فانی کنند اگر من ذهنی فان فانی بشه چی رو میبینند؟ دوباره خدا رو میبینند بله حسن حق بینند اندر روی هور همچون مه در آب از سن غیور غیرتش بر آشقی و صادقی است غیرتش بر دیو و بر استور نیست دیو اگر عاشق شود هم گوی برد جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد درسته هور زیبا چشم زن زیبای بهشتی سن آفرینش غیور غیرتمند با غیرت در اینجا یعنی خداوند استور یعنی حیوانی که بار کشد مانند اسب و اولاغ و استر و غیره میگه که کسی که فانی بشه من ذهنی نداشته باشه به زندگی زنده شده باشه در هور در انسانی که زیباست خداوند رو میبینه یعنی به زیبایی ظاهری نظر نداره دائما اون زندگی رو میبینه خداوند رو میبینه و چون او در همه چیزه از نظر او زیباست زشتی وجود نداره حسن حق بینند اندر روی هور مانند انسان در شب که ماه میدرخشه به آب نگاه کنه حتما ماه رو میبینه شما در شب که تاریکه ماه شب چهارده میدرخشه به دریا نگاه کنید چی میبینید؟ فورا ماه رو میبینید ماه درخشانه پس بنابراین در این هوشیاری که نگاه میکنید شبیه شبه که ماه شب چهارده میدرخشه و شما همینطور که در شب در دریا یا ماه می میبینید وقتی که فانی هستید در این شب این جهان خداوند رو میبینید اما میگه که چیا میبینن اینطوری وقتی که با هوشیاری حضور میبینند ممکنه بپرسین که چرا منهای ذهنی نمیبینند میگه غیرتش بر کسایی هستن که عاشقند و صادقند فقط اونا میتونن ببینند غیرتش بر دیو و بر چارپا نیست پس بنابراین غیرت خداوند چی ایجاب میکنه ایجاب میکنه که همه باید مرکزشون رو عدم کنند همه باید او را ببینند هیچ چیزی دیگه رو نبینند. شبیه گفتم شب تاریکه که به دریا نگاه میکنید ما هم میدرخشه ماهو میبینید. در هر چیزی باید ماهو ببینید. حالا یکی من ذهنی داره فقط خودشو میبینه. میگه که بس این چی؟ میگه نه. خداوند بر دیو و چارپا حیوان. غیرت نداره یعنی ما میتونیم انسان باشیم ولی در مرحله حیوانی باشیم امروز گفت در مرحله جمادی باشیم شما باید ببینید در چه مرحله هستین اگر شما صادقید صادق یعنی راستین نه فقط دروغ نگه نباید من ذهنی داشته باشه باید اصیل باشه و عاشقین عاشق یعنی با او یکیست عاشق واقعی من نداره وحدت مجدد که هوشیارانه هست عشقه پس بنابراین او غیرت اینو داره که حتما عاشقان و صادقان او را ببینند و اگر نبینند اونا رو به دردسر سر میاندازه یعنی شما اگر عاشق هستین من ندارین و صادق هستین اگه یه اشتباه بکنید ممکنه به شدت تنبیه بشین نسبت به شما خداوند میگه غیرت داره ولی به شیطان به چارپا به انسانی که هنوز مرکزش جسمه به اون غیرت نداره ولی یه امیدی هم به اونها میده مولانا میگه که دیو اگر عاشق بشه هم موفق شده پس دیو میتونه عاشق بشه کسی که هوشیاری جسمی داره و مرکزش مرمره اونم میتونه عاشق بشه و فرشته میشه جبرئیل میشه پیغام میاره پیغام میگیره از زندگی همینطور که میدونین فرشته و عقل یه چیست فرشته و عقل هر دو یک بودند بله به خاطر مسلحت دوتا شدند و شما میدونید من ذهنی و شیطان یه چیه پس خداوند نسبت به شیطان و نمایندگان او یعنی منهای ذهنی در هر مرحله باشن مرکزشون جسم باشه هوشیاری حیوانی باشه درختی باشه هیچ غیرتی نداره شما کار خودتون بکنید ولی اگر دیو متوجه بشه و روی خودش کار کنه فرشته میشه و اون دیوی میمیره بله در اینجا میگه اسلم شیطان نو آنجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید این سخن پایان ندارد ای گروه هین نگه دارید زان قلع وجوه هین بادا چه حوستان ره زند چه فتیدن در شقاوت تا ابد بر اصلا از شیطانو یعنی شیطان مسلمان شد وجوه جمع وجه صورتها رویها شقاوت یعنی بدبختی اصلا از شیطانو حدیث شیطانم به دست من تسلیم شد از حضرت رسول میگه که من شیطانم را یعنی من ذهنیم رو به دست خودم تسلیم کردم و البته دنباله داره اینجا نیومده به طوری که میگه این من ذهنی من غیر از کار خیر کار دیگه انجام نمیده پس به این حدیث اشاره میکنه این خبر خوبی است که اگر ایشون شیطانش رو به دست خودش همیشه داریم میگیم هر کسی به دست خودش باید دیو درونیش رو که من ذهنشه تسلیم کنه کسی دیگه نمیاد تسلیم کنه پس در مورد حضرت رسول هم همین رو داره میگه میگه که این حدیث در صورتی که دیوی بمیره انسان فرشته بشه بله این حدیث اجرا شده اسلم از شیطانو آنجا شد پدید که یک کسی که شبیه یزید بوده تبدیل میشه از فضل خدا به بایزید که عارفی بوده بسیار بسیار والا مقام که بسیار مورد احترام مولاناست پس یزید تبدیل به بایزید میشه بعد یعنی انسان تبدیل میشه درسته این امیدواری به ما میده که ولو اینکه ما وارد قلعه هوش رو باش شده ایم و هوش اصلی رو از دست داده ایم فعلا با هوشیاری جسمی داریم کار میکنیم با این هوشیاری جسمی این چراغ حضور رو میتونیم روشن کنیم خلاصه میگه این صحبت ها پایان نداره ای گروه ای گروه یعنی اون سه نفر ولی این سه نفر نماینده همه انسان هاست ای گروه یعنی ای همه ای انسان ها از اون قلعه حشروبا رو تونو نگه دارین یعنی برگردونی نرین اون طرف این نگه دارین زن قلعه وجوه وجوه جمع وچه یعنی روتون رو مبالا که حواس بکنید و هوس راه شما رو بزنه به طوری که تا ابد میفتین در بدبختی شقاوت معمولا در مولانا همین گمراهی هست البته گمراهی هم بدبختی و بد احوالی هست شما میبینین که چه بلای سرمان اومده در اثر گمراه شدن در ذهن همانیده بله پس فهمیدیم ما هم باید شیطانمون رو یعنی من ذهنیمون رو به دست خودمون تسلیم کنیم ببینیم شما میتونیم بکنید پس باید فضا گشایی کنیم باید صبر کنیم باید حواسمون رو خودمون باشه باید از قریم پرهیز کنیم و لحظه به لحظه همینطوری در آخر این فصل هست میگه که ذکر استثناء و حزم ملتوی ذکر استثناء یعنی انشالله بگیم انشالله گفته یعنی فضا رو باز کنیم دائما خودمون رو وصل با خدا نگه داریم و حزم یعنی تحمل و دوراندیشی پیچ در پیچ داشته باشیم که توضیح دادم گفتم مرتب این اتفاقات عوض میشن اتفاقات که عوض میشن شما کاری به نوع اتفاق ندارین فقط فضا رو باز میکنید بله از خطر پرهیز آمد مفترز بشنوید از من حدیث بیغرز در فردجوی خرد سرتیز به از کمینگاه بلا پرهیز به به نظر میاد هنوز اون شاه متا داره صحبت میکنه میگه که از خطر یعنی وارد شدن به رو با همانیدن مفترض یعنی واجب لازم سرتیز یعنی نافذ نافذ نفوذ کننده و هوشیاری نفوذ کننده که نفوذ میکنه و زندگی رو در وضعیت ها و آدم ها میبینه برای ما لازمه پس میبینین که هوشیاری ما فقط موقع فضاگشایی سرتیز میشه پس پس شاه هنوز داره صحبت میکنه حالا یا مولانا صحبت میکنه ولی شاه داره صحبت میکنه به ما به اون سه تا پسر میگه از خطر پرهیز کردن واجبه خب شما ممکنه که بگین چقدر جمله ساده یه این معلومه نه معلوم نیست شما واقعا از خطر تا حالا پریز کرده اید وارد قلعه بار شده اید هوشتون دزدیده شده وقتی هوش دزدیده شد آدم رو نمیتونه تشخیص بده میفته به سبب سازی آیا شما با سبب به خودتون لطمه نزده اید در آخر این قسمت میگه که شما تیر رو راست انداخته اید چپ رفته برای اینکه استثنا یعنی انشالله نگفتیم فضا رو باز نکردید و حضب ملتوی ند... ملتوی یعنی پیچیده و گوناگون نداشتیم درسته شما اومدین قصد کردین که این کارو میکنم این کارو میکنم این کارو میکنم درست میشه تیر رو به قصد خوب انداخته این. یه دفعه برعکس شده چرا برای اینکه سر استثناء و حزب ملتوی نداشتین حزب ملتوی یعنی چیزها اتفاقات عوض میشن شما با عوض شدن اتفاقات نباید کشیده بشین به ذهن چون ما با بعضی چیزها خیلی هم هویتیم احتمال داره اتفاق که عوض میشه یک هم شدگی شدید رو در ما بالا بیاره و ما رو بکشه به ذهن پس بنابراین میگه با سبب سازی شما نمیتونید این کارو بکنید مثل اینکه داره میگه همیشه باید فضا های کنید از خطر پرهیز آمد مفترض یعنی واجبه از خطر پرهیز کنید پس یعنی با سبب سازی دائما ما در خطر هستیم و میگه این نصیحت بی رو پادشاه میگه از من بشنوین خدا میگه در گشایش جویی در رهایی طلبی در فرد جویی خردتون باید از جنس نظر باشه نافذ باشه درسته و زن کمینگاه بلاست کمینگاه میدونه یعنی چی کمین یعنی پنهان شدن و منتظر شدن تا یکی بیاد آدم بهش حمله کنه ذهن هم جاییه ذهن کمینگاه بلا هست یه مسافری داره میاد شاهزاده است شما باشین اونجا ایستاده ذهن شما رو چیکار کنه به قاپو بچشه تو و حمله کنه شما باید مواظب باشین پس ذهن همانیده کمینگاه بلاست باید ازش پرهیز کنید <applause> میگه گر نمی گفتین سخن را آن پدر و نمی فرمود زان قلعه هزر خود بدان قلعه نمیشد شد خیلشان خود نمی افتاد آن سو میلشان کان نبود معروف بس محجور بود از غلاب و از مناهج دور بود توجه دو میکنید فلا جمع غله است مناهج یعنی راه ها و گذرگاه ها منهج یعنی راه روشن و راه روشنی که یعنی این سه مسافر که از شاه جدا شدن اینا چون به خودشون مثل ما خیلی اعتماد داشتن من پادشاه سبب شد که اینا میل پیدا کنن بریم ببینیم این قلعه چه خبره یادشون رفت که شاه گفته اونجا نرین میگه اگه اون پدر این سخن رو نمیگفت و نمیفرمود که از اون قلعه حشربا یعنی ذهن دوری کنید دسته دست مردم یعنی همه تقریبا انسان ها نم وارد این قلعه نمیشدند خود بدان قلعه نمیشد خیلشان یا خیلشون میلشون حالا اگه درست بخونیم همون خیلشان و میلشان برای اینچه قافیه دور جور در بیاد ولی در فارسی میگیم خیل یعنی دسته ولی بله هزر یعنی دوری خیل یا خیل رمه اسپان در اینجا معنی گروه دسته محجور دور افتاده قلا قله ها مناهج راه های روشن در اینجا مراد راه های طولانی است جمع منهج گفتم راهها و گذرگاهها ها پس بنابراین میخواد بگه که این انسان به عنوان هوشیاری وارد ذهن شده همچون قلعه جالبی نبوده این برای اینکه میتونست کنار باشه و انسان وارد این قلعه نشه ولی چون من شده بود وارد این قلعه شد کان نبود معروف یعنی زن قلعه معروفی نبود از نظر خداوند یک یه سیستم دید جالبی نیست کان نبود معروف بس محجور بود میگه آسمان دارای راه هاست. این یکی،, یکی از راه ها بود ولی خیلی هم معروف نبود دور افتاده بود به طوری که از قلعه ها و از راه ها راه ها و گذر ها دور بود اونایی که رد می شدن از راه درست این قلعه رو اصلا نمی دیدن ولی شاه گفت اونجا نرین این بچه ها هم گفتن بریم ببینیم چه خبره چرا به ما گفت نرین بله چون بکردم من دل شانزان مقال در حوث افتاد و در کوی خیال چون اون منو کرد از آن گفتار که گفت نرین دلشون به هوس افتاد و شروع کردن به کوچه خیال رفتن یعنی افتادم به این که چرا گفته بریم ببینیم چه خبره برای چی به ما گفته اونجا نرین و الان یه چیز جالبی میگه فعل تو که زاید از جان و تند همچه فرزندت بگیرد دامند البته این شیرمال مال اینجا نیست مربوط به اینه چون بکردان من دلشان زم مقال در هوس افتاد و در کوی خیال که انسان اگه به هوس بیفته و کوی خیال بیفته و هر چی که عمل میکنه این مثل بچه دامن آدمو میگیره ولی هم میخواد بگه که از هر چیزی که کنن ما را منع کنند ما هوس پیدا میکنیم به سوی آن بریم رغبتی زین من در دلشان برست که به باید سر آن را باز جست چیست که از ممنوع گردد ممتنه چون که الانسان حریصون مامونه پس میگه از این که شاه اینا رو منع کرد در دلشون یه میلی پیدا شد که باید بریم سر اون قلعه رو پیدا کنیم که چرا شاه گفته اونجا نرین الان میپرسه که چه کسی که از ممنوع برگرده به سوش نره یعنی بهش بگن این کار رو نکن اینجا نرو و نره پس من ذهنی اگر من بشه بدتر جری میشه چون که انسان حریص چیزی است که از اون من شده باشه البته این ضرب المثله بعضی هم میگن حدیثه بله ببینیم اینجا هست بله الانسانو حریصون علی ما مامونه یعنی آدم از هر آنچه که من شود بدان هرس میورزد و البته این اثر تربیتی بسیار بسیار بزرگی داره که با توجه به اینکه همه انسانها که وارد اینجا جهان میشن وارد این قلعه حشروبا میشن و من ذهنی پیدا میکنن پس حریص هستند به اون چیزی که از هم من شوند شما فرزندانتون رو اگر من میکنید باید واقعا در یه زمینه عشقی من کنید به زور نمیتونید موفق بشین هیچ کس نمیتونه زور کنه و یه دسته ای از مردم از کاری باز بداره اونا هریستر میشن هریستر میشن و بدتر میکنند آقا بعد اون من کننده شکست میخوره اگر میخواد اثر تربیتی داشته باشه پس ممتنه یعنی امتناع کننده کسی که از امری یا کاری باز ایستد و سرپیچی کند پس از این که میگه من شدند این پسرها بله گفتن که باید بریم ببینیم که چرا ما رو من کردن وارد قلعه بشیم و اینجا میپرسه که آیا کسی هست که او رو من کنند واقعا من بشه برای اینکه این حدیث یا این ضرب المثل وجود داره انسان حریص چیزی است که از آن من شده باشه یادمون باشه این بله نهی بر اهل تقا تبغیز شد نهی بر اهل هوا تحریز شد بیت مهمه میگه بله نه بگی نکن ای کسی فضا را باز کنه و اهل پرهیزکاری باشه تقا یعنی پرهیزکار این نمیکنه حتی با اون چیز دشمن میشه به آدم فضا گشا بگن که این کار نکن نمیکنه حتی با اون دشمن میشه اما نه بر من ذهنی اهل هوا برانگیزنده است به من ذهنی بگی این کار نکن حتما میره میکنه پس این بیت میتونه در تربیت جوانان و کسایی که بچه دارند مفید باشه میدونیم بچه ها خب دوچار من ذهنی میشن البته بیشتر اوقات من ذهنی دارند اگر یه پسر و دختر جوانی 16 17 سال داره با من ذهنی بزرگ شده اگر بهش بگی این کار نکن بدتر میره میکنه مگر اینکه شما در یه زمینه عشقی در یه محیط تفاهم بخوایم باش صحبت کنید و اون شخص از اون زمینه عشقی با خبر باشه و بدون اینکه شما بدون قید شرط رو دوست دارید این نقش مادر یا پدری است که فرزندش رو واقعا دوست داره عشق میورزه ولو اینکه اول بچه‌هاشو رو با من ذهنی بزرگ کرده الان باید خودش فضا رو باز کنه به عشق زنده بشه و بی قید و شرط بچه‌شو رو دوست داشته باشه نباید بگه این کار رو بکنی دوست ندارم اون کار رو بکنی دوست دارم این چیزها رو من ذهنی نمیفهمه و به زور هم نمیتونی یه دسته ای از منهای ذهنی رو چه دختر چه پسر اینها رو منع کنی از کاری بدتر میرن میکنن اون کار رو به خودشون آسیب میزنن به تو هم آسیب میزنند بله پس توها یعنی پرهیزکاری تبغیز یعنی دشمنی کردن فهمیدیم دیگه نه بر اهل پرهیزکاری سبب میشه که اون شخص نهی شده حتی دشمن اون چیزی بشه که شما ازش نهی میکنید بدش بیاد متنفر بشه طرفش نره اما چون بیشتر مردم اهل هوا و من ذهنی دارند برانگیخته میشن این کار نکن فردا میبینی رفتن اون کار کردم مگه نگفته بودم بازم میرم میکنن. مگه نمیگم نکن بازم میرم میکنند بله پس پس از این یغوی بهی قومن کسیر هم از این یهدی بهی قلبن خبیر این هم آیه قرآن باسم پس به واسطه نه گروه بسیاری از مردم گمراه می شوند و نیز به واسطه همان نه دل آگاهان به هدایت می رسند می بینین که کسایی که قلبشون خبیر فضاگوشا هستند از این نه بر هدایت میشن اما بسیار زیاد از آدم ها که من ذهنی دارن حتما منحرف میشن از راه بنابراین نحی نباید بکنی یا اگر میکنی باید بلد باشی و این مربوط به آیه قرآن خدا ابایی ندارد که به پشه و کمتر از آن مثل بزند آنان که ایمان آوردند میدانند که آن مثل درست و از جانب پروردگار آنهاست و اما کافران میگویند که خدا از این مثل چه میخواسته است بسیاری را بدان گمراه میکند و بسیاری را هدایت این همون قسمت شعره اما تنها فاسقان بله منهای ذهنی گمراه میشوند خلاصه میخواد بگه که از نه تعداد زیادی از مردم به انحراف میرن بعضی از پدر مادرها یا صاحب منصبان تربیتی زور میگند به جایی نمیرسه نهیشون به زور شکست میکنند و آدم ها رو به انحراف میکشانند و دو تا دلیل آورده یکی ضرب المثل یا حدیثه که انسان حریص اون چیزیست که ازش من شده باشه همین آیه پس از این یغوی بهی و من کسیر هم از این یهدی بهی قلبا خبیر بله چی رمد از نی همام آشنا بر رمد زن نی همامات هوا پس بگفتندش چه خدمت ها کنیم بر سمینا و اتناها اتناها تنیم میگه که مثال میزنه باسم از صدای نی کبوتر آشنا نمی رمه توجه کنید میگه که اگر پدر و مادر مثلا از جنس زندگی باشن فرزندشون رو اول عشق رو در روشناسایی میکنن پس این کبوتر که آشناست از نه نمی حراسه میگه که از نی زدن کبوتر آشنا نمی رمه، اما کبوترهای وحشی میرمند. کبوتر وحشی همین منهای ذهنی هستن بعد رمد زان نی همامات هوا همامات هوا کبوترهای هم هوا داره میگه هم هوا هم یعنی هوای نفس پس این سه تا پسر میگن که خدمت ها میکنیم و شنیدیم و اطاعت میکنیم پس شاهزادگان به پادشاه گفتن در خدمت و اطاعت آماده ایم بله و بر استماع و اطاعت امر پادشاه سخت احتمام میورزیم گفتم ما خدمت بزاریم و هرچی که شنیدیم حتما اطاعت خواهیم کرد البته میبینیم که نمیکنن این کار رو که الان بعد از این بیت ها میاد که چون اعتماد مثل ما به خودشون داشتن گوش نکردند و اطاعت نکردند وارد قلعه خوش رو شدند اجازه بدین به همینجا بسنده کنیم شما خسته شدیم بقیهشو رو انشالله هفته دیگه براتون خواهم خواند گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید در این قسمت از برنامه به برخی از پیغام های شما گوش خواهیم کرد این قسمت از برنامه برای کسایی که تا حالا زنگ نزدند یا خیلی وقت زنگ نزدند میخوایم ببینیم اونها چه پیغامی هایی دارند چه پیشرفته هایی کردند بفرمایید سلام علیکم آقای شهبازی بله بفرمایید سلام من پشت کامیون هستم یک لحظه ماشین رو نگه میدارم دارم با اجازتون درود بر شما آقای شهبازی درود بر بله حسین آقا از کجا؟ از هلند از هلند آفرین <applause> اولین بار زنگ میزنید من اولین بار زنگ میزنم بله آفرین بفرمایید فقط خواستم عنوان جبران مادی زنگ بزنم و ازتون تشکر کنم بابت این زندگی دوباره ای که از طرف مولانا جان و شما به من رسید آفرین بله از شما راننده کامیون در اروپا هستین؟ بله من راننده کامیون در اروپا هستم ولی انگار همیشه در خونه هستم در خونه <تصفيق> <تصفيق> تمام روز رو با خوندن اشعار مولانا کار میکنم و در طول این دو سالی که من آشنا شدم با برنامه یک روز نبوده که کار نکنم آفرین و هر روز حالم بدتر میشه و این من ذهنی خودم رو که میبینم وحشت میکردم هم باید. بله اما هرچه بیشتر جلو رفتم تونستم بیشتر ببینم و بتونم که کارهای ز... که ازم خراب کرده زندگی رو که ازم خراب کرده یا باش خراب کردن رو متوجه بشم و آفرین آفرین در حضور شما من نفسم بالا نمیاد خواهش میکنم یه نفس عمیق بکشین ما خیلی خوشحالیم که میبینیم شما به عنوان یه راننده واقعا که این هم هم گرفتاری دارین خب در راه اینا رو آوردیم به مولانا و در زندگی تون در عمل استفاده میکنید خیلی عالیه آفرین آفرین این درسته که ما نفس من نفس میکشم و از هوا انرژی میگیرم و زندگی میگیرم ولی به جایی رسیدم که از اون مهمتر اینه که من باش اشعار مولانا و با این درس هایی که از شما میگیرم زندگیمو ادامه بدم آفرین هر روز که ساعت پنج صبح بیدار میشم نیم ساعت این اشعار رو که 300 بیت حدودا میخونم اوایل من روزی یک بیت میتونستم حفظ کنم آفرین و اولی شعر من این بود این در گمان نبود ما در او خار می نگرستیم. در هیچ آدمی خار منگر گر اگه درست گفته باشم بله داری همین که میگین درسته همین این در گمان نبود در خار می نگریستیم در هیچ کس خار منگر گر ای و این بیت این شعر این تو بیت واقعا به گسترگی دنیا بزرگ و گستره داره که اگه ما همه آدم ها رو خار ننگریم و خودمون رو خار ننگریم دیگه فضای ما باز میشه زندگی ما باز میشه آفرین خیلی خوشحالم که تونستم تماس بگیرم و از روز اولی که من خواستم جبران مالی رو انجام بدم من هر روز برای جبران مالی موانع برام پیش میاد یک روز تو هلند نمیتونستم پرداخت کنم از طریق بانکی که شما معرفی کرده بودین آلا. و اون در حدود ده درصد مبلغی بود که شما گذاشته بودی که من نمیدونستم و الان جبران مالی رو که هرچی بیشتر انجام میدم بیشتر مشتاق میشم که استفاده کنم کار کنم خیلی زحمت داره واقعاً انگار شما قطره های آب رو میریزی روی آتیش درون و این چک چک میکنه آفرین ولی از اون طرف هم شیرینه من آفرین. مرگی رو ندیدم به این شیرینی من دردی رو ندیدم به این شیرینی <applause> آفرین. آفرین آفرین تمام به بچه هم از دور شدن رفتن از خونه بیرون کردن روزی که من دارم این برنامه رو نگاه میکنم و من مخالفم همه زندگی رفت ولی بازم خوشحالم بازم نگران نیستم همسرم مخالفمه و نمیذاره تو این بود باشم تو این زمین کار کنم متاسفانه همسرتون که... همسرتون ایرانی هستن؟ بله ایرانی بله خود قرین هایی داریم خیلی بد قرین هایی دارن خیلی بد خیلی بد بله. و من نتونستم در برابر اون قرین هاشون کاری بکنم خودشون الان به من گفتن من با اونا میمونم شما راحت میتونید برید زندگی منو هم جدا کرد و فردا میرم که طلاقم... طلاق طلاقمونو امضا کنم. بله. بله. ولی من نتونستم کاری رو انجام میدم اما با این جدایی واقعا تمام هیکل من ذهنی برای من روشن شد و اومد جلوی چشم و روزی که من متوجه شدم دارای من ذهنی هستم واقعا سه شبانه روز خواب نمیتونستم برم تو را که میرفتم توی شهر که میرفتم مردم رو میدیدم میگفتم خدای اینا همه باید دارای من ذهنی باشن دنیا اینجوریه پس این 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 ذهنیت این دیوه که داره این دنیا رو میچرخونه این همه درد ما به خاطر اینه بل. و حدودا واقعا شش ما زبانم شکست واقعا اصلا بگم زبانم شکست شاید جالب باشه براتون چون زبان به حدی نرمه که شک... استخوان نداره بشکنه ولی زبانم شکست واقعا هیچ وقت سوال نکردم فقط رفتم جلو و دارم ادامه میدم آفرین جبران مالی میکنم جبران معنی میکنم برنامه رو به کسی معرفی نکردم رفتم ایران به خاطر خرید کتاب های مولانا اونا رو خریدم آوردم خونم آفره. حس میکنم تمام دنیا مهمون من خونواده من شده همین زندگی همین پرک بله و دارم استفاده می از برنامه شما من از برنامه 908 الان آشنا شدم از طریق همین انستگرام البته سال 85 من همین برنامه رو ایران نگاه میکردم که بازم همیشه کانال هست میشد دوباره می آوردم نمی همسرم قطع می کرد چجوری بود باید دوباره نصب می کردم در حال اونجا مخالف بودم بله, بله. خب الان از طریق اپ نمیتونین ببینین من همه اپ رو استفاده میکنم تمام هرچی در مورد گنج حضوره همه اپ رو استفاده میکنم از کردم تو کامیون که میشینم از ساعت 6 صبح تا 6 از 12 ساعته بله تو این 12 ساعت بیشتر, بیشتر از, بیشتر ساعتش رو من گوش میدم آفرین آفرین ولی هر بار که گوش میدی یه،, یه،, یه, نمای دیگه, دیگه داره این منشور میمونه منشور هزار وچی میمونه که هر بار که نگاه میکنی یه مش... یه تصویر دیگه بهت میده بره. یه گره دیگه ای رو باز میکنه آفره. من به یه جایی رسیدم چیزی که به فکرم میرسه به دلم میاد میبینم از, از بیرون خود به خود داره جور میشه بدون اینکه من تقلا کنم آفره. مشکلات من که خیلی بزرگ بودن مثلا همین رانندگی کامیون گرفتم برای من نه بار من رد شدم ولی باز ادامه دادم و دوباره کارم رو ادامه دادم گرفتم آفرین چون شما فرمودی این فرقی نداره چه سنی هستین پنجا سالته شست سالته باید یه شغلی رو یاد بگیری جبران کنی این آفر. کلمه جبران کلید و آتی... آتش زنی زندگی من شد به من ذهنی به زندگی من ذهنی من شد آفر. فقط کلمه جبران یادم سال 85 شما میگفتین جبران اصلا درون من تعجب میکرد میگفت که جبران چی آخه همه تلویزیون ها من نمیفهمیدم تا اینکه واقعا میدونم جبران اصلا آتش زنه است آتش زنه به جان من ذهنیه در ها. هر لحظ من الان دیروز دیروز ماشینم توی گل گیر کرد یکی شاورد اومد منو کمک کرد یه اتکلونه رو که برای خودم گرفته بودم بهش دادم واقعا هر کسی هر جایی هر کاری برام انجام میده میگم من چی کار میتونم انجام بدم قبلا برعکس بود ایشون چی کار میتونه من بکنه این پدر چی کار میتونه من بکنه مادر چی کار دوست چی کار میتونه من بکنه ولی الان قضیه که برعکس شده یه انرژی در من هست که انگار من خودم تابنده شدم آفلیم. خودم زا... زاینده شدم خلاق شدم اکتیو شدم اون تاریکی ذهنی که خواهنده از و هر جا میره کاسه گدایش به عمق تشت دنیاست اون دیگه رفت اونو ندارم واقعا من شرمنده میشم که این همه خوبی که زندگی در حق من کرده من به کارم و نمیتونم با بزرگترین درسی که من فوق دیپلم عبران دارم باید. بعد کتاب های خیلی شرقی و غربی رو خوندم به اندازه ای که تونستم منتها تنها دوره تنها علمی که تنها آموزشی که تا کنون ظرف این دو سال که از 98 از 908 برنامه 908 تا به کنون هیچ حرف و جمله ای رو نشنیدم که عکس جمله قبلیش باشه نشده نشنیدم آفرین و این واقعا برای من عجیبه مثل خورشید که هیچ وقت نشده نورش نتابه بگیم این خورشید دیگه نور نداد امروز دیگه اشتباه کرد نور نشد من آفره. امیدوارم که قانون جبران رو رعایت کرده باشم پنج دقیقه هم حس شده باشه من ساعت رو نگه نداشتم متاسفم خیلی شیرین بود چه صحبت های شما مهم نیست زمان چقدره نه پنج دقیقه چی شده ولی ولی خیلی شیرین و مفید و عالی بود آفرین حسین آه... اسمتون حسین آقا بود درسته برای حسین هستم از هلند اولین بارم این مدت دو س... شاید بگم دو ساله که نگاه می, نگاه کنم گنج حضور رو دنبال می کنم و جرات نمی کنم به هیچ کی بگم آقا برو گنج حضور رو نگاه کن واقعا جرات نمی کنم چون میگم به قول آقای شعبازی اگه زندگی بخواد خودشون در تو می بینن آفرین آفرین ممنونم حسین آقا با اتون خدافزی کنم. خیلی خوب کاری کردین که به ما زنگ زدین واقعا خوشحال شدیم همه خوشحال شدن من مطمئنم بینندگان ما هم واقعا خوشحال شدند انشالله موفق باشین سلامت باشید متشکرم و... فقط من اینو بگم که در حین رانندگی هم دارم تلفن میگیرم ظرف این دو سال که بتونم قانون جبران رو اجرا کنم حوزه هایی که دارم استراحتی که دارم اونم استفاده میکنم که بیتونم تماس بگیرم واقعا من خواهش میکنم از مردمی که میخوان زندگی رو واقعا زندگی کنن گوش کنن تردید نکنن فقط شک نکنن واقعا تیغ ریب المنون تیغ ریب المنون خیلی برنده است. هر هرچی رو میبره هر پولادی رو میبره من ذهنی رو میبره آفارين. و ما باید از اون از اون پرهیز کنیم که نرسه به ریول متاسفانه من رسید و خلاصه بازم شاکر خداوند هستم و واقعا بدنم الان انقدر حرارتش بالا رفته متعجبم نمیدونم با اجازهتون آقای شعبازی من خداحافظی میکنم عالی و همه دوستانی که به شما کمک میکنم و اون بچه های عزیزی که در سایر افراد کار میکنن و تمام افرادی که در این راه سعی دارن ل... کاری بکنم تشکر میکنم با اجازت ممنونم خواهش میکنم خداحافظ خدا شما عالی عالی خدا خداحافظ خدا حافظ. بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم من از مندرکیان کیان دارم زنیم بله تلویزیونتون رو خاموش کنید و کم کردم کم کردم آقای شهرابی کم کردم سلام به آقای شهرابی عزیزم خواهش میکنم سلام به بینندگان گنج حضور ممنونم از کجا زنگ میزنید فرمودین من غوری هستم از بندر کیاشر اینجا بله بله, بله بفرمایید خواهش میکنم صدا تو کمی بم میاد و گرفته است شما به با الان خوبه الان خوبه بله جناب مولانا می فرماید این جهان زندان و مو زندانیان خوف کن زندان خود را بارهان مسلمی دفتر اول نوصد هشتاد و دو ما در زندان تن زندانی هستیم ولی رای خارج شدن را بلد نبودیم آقای شهمازی عزیز ببخشید من بار دارم چون همون دوست هفته دارم تلاش میکنم نمیگیرم من, من ببخش خواهش میکنم در زندان تن زندانی هستیم ولی رای خارج شدن را بلد نبودم و تا اون مغز فکرها گیر کردم و راهوی برای من خیلی سخت هست. این در شکل مادر من نه ما بودیم وقتی بیرون آمدیم تو فکر ها پشت سر هم یک سندانی به اسم من زینی درست کردیم و در مدت طولانی تو دو این بودم و در اونجا زندگی کردم فکر هم میکردم که درست است ولی نمیدانستم به خودمون در این آسیب بزرگی میزنیم کشمدین پوش من بیپادرهای اجتماعی سیاسی آجره های این زار ساله به بعد خشم و نفرت و حسابت و کیمه و بندار کمال مانوس مانیت و عبدتگی اطرافیان را به خودمان من و نمیتوانستیم راه ها شویم. ولی ما از جنس زندگی هستیم ولی ما از جنس زندگی دیدیم آیا میشود زندگی را از زندگی جدا کرد؟ نه آیا آب روغو رو را رو رو میشود با آن قاطی کرد نه پس چرا ما از جنس سزا نیزم خدا آفند هستیم درون ما پر از گنگ هست به چیز خواهی بی عرضش هستند بیان بابسته شدن و از آن هم شدن برای من سخت است هر کسی من بالاتر می رفت زندان من هم تاریخ در شد ولی مقومه که آقای شعباتی عزیز تکرار مداوم شیرا جناب مولانا توانستم یکمی از این فکرها را شوم در هفته های که شما در مورد بلغت و بلغت صحبت کردیم من هم مثل بلغت داشتم یکی یکی اسبهای خودم را میکشتم ولی نمیفهمیدم در طول این پنجاه سه خیلی به خودم درد دادم ولی متوجه نبودم در این چهار نیم سال تمرکز خودم را بر روی خودم گذاشتم ناظر فکرهای خودم بودم هر وقت یک کار اشتباهی انجام می دادم دا با متوجه می شدم و می گفتم اونی ساکت باش زنی تو رو خاموش کن هم کن بزار باز کن عدم رو در مرکز قضاوت بده جناب مالانا می فرماید در غزل شماری سیزد پنجایی به درد در می در 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 من کدام است رفیق و راهی کدام است اگر عقل از تو پس که چیست اگر جان از تو پس جانان کدام است ولی من به مدت چه سال است که دارم بدر درد خود من خودم را جسجو میکنم کنم تلاش میکنم که می تبیب خود برای من چی در نظر گرفته آن را به نه به حسن مدرزبت کنم و باید مرزر فکرهای خودم باشم کشور یک به اصلی من است باید روایت کنم. ولی اگر کس ما در, در مرکز من دوباره توچار دو تردیبی میگرمان می شبا. و باید ممال طبیب جسمی می آن هم با خورد دارو خودم را نگه دارم. ولی خداوند در همسایی ما از جرمه با خداوند را از خودمون را می بینیم. و از کس ما زندگی می خواهیم. مگر که کس زندگی است؟ نه پس من من طولانی بودم خداوند زندگی کردم هیچ نتیجه هم نگرفتم جز درد بیدرمان جناب مولانا میفرماید در مصنوی پنجم دفتر پنجون سی یک و شیش تا کنون مرغی را حب رسنی خیش را بدخو خالی میکنی تا نمیدانستم ولی فهمیدم باید روی خودم تمرکز کنم وقتی تمرکز از روی خودم برمیدارم بر روی دیگرم دیگرم را میخواهم تغییر بدهم یعنی من از این برای خود فکر که کند, کند که من هیچ مشکلی ندارم خودم کامل هستم و میخواهم دیگران را درست کنم این عمل باعث میشود یک کمی نرشیم که به دست آوردم آن هم را از دست بدهم آیا یک زندانی میتواند زندانی دیگر را آزاد کند نه پس باید تمرکز فقط روی خودمان باشد بزای دورمان با باز کنم و اگر در مرکز خود قرار بدهم صبر داشته باشم جناب مولانا در غزل شماره چهارصد پنجاه هشت میفرماید جان منو تو کوشی که یکی بوده است سوگند بدین یک جان که از خیر تو بیزارم ما بدون یکتای خداوند توانم زنده باشیم ما در فکرهای خودم مثل یک مرده هستم در حقیقت ما خداوند یک جان هستیم وقتی وقتی پا به این جهان گذاشتم مرکز من عدم تا هشت مون سال یا ده سال با اون شعری زنده زندگی کردم و بعد با باورهای با با اطرافیان روی من اثر گذاشت و مرکز من رو جذب کرد تو چهار یک من زینی شدم و دیگر نمی توانستم از من زینی جدا شدم من من مثل یک بودون بود در ما به اندازه یک

حالا در آخر به خودم دارم میگویم به خودم توصیه میکنم تمرکز روی دیگران برداشتن تکرار شیره های مولانا فقط تکرار فقط تکرار و با بعد پریز از غذاهای بد این خیلی مهم است چون قضاهای بد و شاری انسان رو می دوستد و با باید حتما روی روزی یک ساعت رو برزش کنم چون برخیزش تمرکز در رو زیاد میکنند آقای شهبازی عزیز مطمئن تمام شد ولی یه شیرانی نوشتم از کتاب داشتم از مطمئنی و وقتتون وقتتون تمام شده شما بیشتر از هشت دقیقه صحبت کردین الان داره نه داری دقیقه میشه من دیگه باهاتون خداحافظی کنم بقیه رو بذارین ان شاءالله برای بعد باشه عزیزم ممنونم خیلی ممنون خدا حافظ خدا شما بفرمایید سلام بله استاد سلام علیکم خوبی شما خوب خوب بله شما از کجا زنگ بله من از پیدم از تهران زنگ میزنم اولین بار با اتون تماس گرفتم بله بله بفرمایید خواهش میگونم خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم حقیقتا من پارسال همین موقع از طریق یکی از دوستانم تو شیراز با برنامه شما آشنا شدم و خب بعد از اون شروع کردم هم توی دعوا وبسایتتون هم از طریق تلویزیون برنامههاتون رو دنبال کردم خیلی به مفید بوده ولی باز یه راهنمایی میخواستم دوست داشتم شما برای کنترل خش بتونین به ما مسیب درسته که باید قدم بشین ولی در اون لحظه شاید تا پنج دقیقه من مدیریت این احساس رو ندارم بحران و این تا ای که تو خودم از هم میکنه بله شما چیزی به نام صبر شنیدین؟ بله, بله من صبر باید بکنید با و این ابیات رو تکرار کنید، ادامه بدین. این کنترل خشم خود به خود درست میشه. یه روزی دارست. میشه که وقتی میبینین دارین خشمگین میشین، همون دیدن سبب میشه خشمتون فرو بشینه. این زمان هی کوتاهتر خواهد بود الان مثلا خشمگین میشیم بعد از دو دقیقه متوجه میشین که نباید خشمگین میشدین این دو دقیقه هیچ کوتاه میشه کوتاه میشه کوتاه میشه یه موقع وسط خشم متوجه میشین یه موقع هم از قبل از خشم که میخواین خشمگین بشین متوجه میشین باید صبر کنید که میخواین خشمگین بشین دیگه نمیشین پس از یه مدتی هم اصلا خشمگین نمیشین دیگه پس باید صبر کنید این ابیات رو تکرار کنید چشم امید. حسن باید تشکر کنم و بگم از سعیم قلب هم خودم هم مادرم هم الان اینجا هستن دوستتون داریم ممنون که این برنامه رو میسازیم وقت میذارید امیدوارم ما هم بتونیم به خودمون نه تنها قانون جبران و توی بحث مالی همون بحث دعوا خدای درون هر انسان رو بتونیم ببینیم در کائنات و بتونیم قضیه باشیم آفرین شما خشمگین نشین همین کار یه خشم اگه خشمگین نشین میدونین چه خدمتی به بشریت میکنید همینطور به خودتونم همینطور جسمتون سالم میمونه خدمت بزرگی هم به بشریت میکنید برای اینکه در موارد خشم شما فضا رو باز میکنید یا آدم خشمگین رو رها میکنید یعنی آزاد میکنید از خشمش وقتی در مقابلی آدم خشمگین شما خشمگین نشین اون آدم تقریبا میشه گفت که گیج میشه من زنیش گیج میشه و میشکنه فرو میریزه اگر شما حالت اصیل خودتون اون هوشیاری اصیل خودتون نشون بدین واقعا حضورتون بیاد بالا اگر خشم یکی حضور شما رو بیاره بالا خشمون حتما میشکنه درسته بله. یعنی همین مسئله کمک میکنه که من به اون انسان یاد بدم که در مواقع خشم میتونه واکنش های متفاوتی بله بله. انسان نشون برده بله, بله. هر جا هستی شاد باشی و هر دوستی که اینجا زنگ میزنه من حالا اون آقایی که راننده بودن رو شنید نوست خواستم بهشون بگم برای من خیلی وقت چالش میشون و خیلی دوستا مخالف مسیری هستن که شما انتخاب میکنید و این دلیل نمیشه که اون مسیر غلط باشه شاید آفره. اون آدم هنوز اون راه پیدا نکرد آفرین خیلی دوستشون داشته همشون تبریک میگم که اینقدر پشت کار داشته آفرین ممنونم, ممنونم. خب ممنون از شما خواهش خواهش کنم یا ارزی ندارم خدا حافظ شما. ب... شما خدا حافظ شما خدا نگه بفرمایید آلو. برای سلام بفرمایید سلام آقا سروزی حال شما خوبه؟ فکر نمی کردم بگیره من قبلا زنگ زده بودم تماس به سوالی دو سه سوال سالیه که تماسی نداشتم بفرمایی که من آماده کردم به عنوان دلغک بازی از برنامه نوستد و <applause> نوازه واقعا من اون دلغکه بودم یعنی دقیقا اون برنامه برای من اینگه پخش میشد من این برداشت رو برداشتم و یادداشت یاد کردم خب خدمتتون بفرمایید بله از کجا زنگ میزنین اول بگین من از پرند تماس میگیرم پرند بله بفرمایید بله من بالاخره برای برنامه زنده بیدار شدم ولی درد زیاد واسش بود نه انتخاب آگام از روی عشق و استرار به وقت و پنجم که رسیدیم دوباره عبیات جلسه پیش یعنی دلغک و شاه ترمک خانده شد اصلا این برنامه و برنامه گذشته برای من داشت پخش می شد خودم بودم اون دلقه که آگاه از سبید خوشحالی جسمی به هوشیاری حضور حتی سالها قبل از آشنایی با این برنامه آگاه بودم ولی شهوت زیاد کردن داشتم مولانا به مسئله مهمی اشاره کرده بود و من هم دقیقا طی بیماردی اخیرا همین دریافت را داشتم جالب بود جلسه جلسه گذاشته بودن که من را بزنن در خیلی درد در درد و ترس میرفتم ولی با خود گفتم پس تا چی با این روش ادامه بدهی راضی باش بذار رده شدی تا صدایت را همه بشدن اینجا بود که فضا را باز کردم دیگر نترسیدم این دلقش بازی من باید تمام میشد من قبل از گنج حضور دنبال استاد بودم پنج سال تو گوه و کمر هر جایی فرق میکشیدم و خیلی عشق و اصرار زیاد برای تبدیل داشتم و فکر میکردم با استاد خیلی سریع و راحت تبدیل میشدم ولی همه امکاناتم هم را داشتم هدر میدادم و شاه ترمت با وزیرش من را محکوم کردم هنوز دارم زده میشدم ولی هر لحظه ناظر و شاکرم و راضی و میدانم که من لایق این دردم جفت القلمه به ما انتلا معنی این قدم که آن بود که جفاها با وفا یک سن بود و جفا را هم جفا جفر قلم و آن وفا را هم وفا جفر قلم یه کچولو دیگه هم نوشتم دوباره در مورد در بچه بازی هم بفرمایید بخونم یه قسمت بله قبلا نگاهش به بود و میخواست با مقاومت و قضاوت و واکنش مانع با ما شدن مرکزش شود ولی برای کتک هایی که از شاه و وزیر خورد و به درد افتاد متوجه شد هر لحظه فقط برای فضا گشایی هست و لاقی وقتی باینده نگاه می کند جهبت کاذب ندارد و به هر چیزی فاسقی برای فضا نگاه می کند در دیگر بعد از این همه درد کاملا تغییر کرده و دیدی صادق کردن آگاه بود و را پیدا کرده و دیگر نمیخواهد را دوله و کند گویدش رو تو لودو کار تو اندر تو بو میسا سافت لیچ من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر است بر رحمت کنم ننگرم عهد و در عطا اتا از این دم چون می خواهی مرا آگاه که حقش بوده و کتک خوده و این عین عبله متوجه شد این دلقچوازی ها فقط کار افتایی بوده و بس و باید حل لحظه، حاضر و نازل باشه آن معاد و مستقل در اونش ایجاد بشه و به سر افتازی جن پایان بده از را چون کرد دست حقیان از سحری و از این مردود دان این دگردان از سحری رو سر که بدید آمد معاد و مستقل شهفت کازه که از دلائه بود که این دلقش به خاطرش کتای خود و که نمیخواهم و نمیتوانم زنده بشدم و دنبال این شهفت بود متوجه شد که اون میخواسته از بیرون زندگی بگیرد در حالی که خود از زندگی هست و همه کائنات منتظرند که از او زندگی بگیرند و ارزش جوهر وجودی خودش را نادیده میگرفت در حالی که از جوهر وجودیاش آگاهی داشت حاکم است, است و یفعل الله ما او زین درد انگیزت تباق درد او به فضای گشوده شده تبدیل شد و از کسانی که او را میرنجاندن سپاس گذار است و شکر فدا میکند آری این دلقک الان دیگر دوست ندارد به دلقش بازی خود ادامه بدهد تمام استاد خیلی زیبا آفرین آفرین شما ببخشید میپرسم چند سال دارین من سی و هفت سال سی و هفت سال آفرین آفرین خب جوان هستین خانم خیلی جوان هستین خیلی خوبه <تصفح> 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 به بی این بینش رسیدین در این سن عالیه عالیه <تصفح> بله افق من خیلی تشکر میکنم از تو. من خیلی تماس میگرفتم ولی اصلا برقرار نمیشد دیگه امروز خدا رو که توفیق شامل حال منم شد که بتونم تماس بگیرم پیغام بخونم اگه اجازه بدیم دخترم میخواد یه بیت بله 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 حتما بله سلام

عالی عالی بله شما چند سالتونه پنج سالتونه آفرین آفرین خیلی خوب کاری دیگه ندارین نه پس خداحافظی میکنم باتون خدا خیلی زیبا بفرمایید الو بله سلام بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام آقای شرفازی بله سلام خواهش میکنم خدا قوت ممنونم بفرمایید آقای شرفازی من زیبا هستم از تهران تماس میگیرم بار اولمم هم هستش چه عالی بفرمایید بله حدود هشت ماه برنامه شما رو نگاه میکنم بعد یعنی تو شرایط خیلی 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 بد با برنامه شما آشنا شدم خب از همون روزای اول قانون جبران مالی رو انجام دادم بعد الان برای جبران معنوی تماس گرفتم ابیات خیلی آقای شعبازی به من کمک کردن از همون اول شروع کردم به تکرار ابیات یعنی تو اون شرایط روحی بدی که داشتم که با برنامه شما آشنا شدم انگار اصلا این برنامه 969 بود از اون موقع به بعد برنامه رو نگاه میکنم برای من بودن اینا من انقدر خودم نمیدونستم ولی دیدم چقدر از دیگران من توقع دارم چقدر دیگران رو من مقصر میدونم آفرین که شروع کردم به تکرار شعر گفت شیطان که به ما عقوی تنی کرد فعل خود نهان دیو دنی گفت آدم که ظلم نه نفسنا اوز فعل خود نبود قافل شما خیلی تکرار کردم بعدشتم خیلی از دیگران توقع دارم شروع کردم به تکرار گفت پیغمبر که جنت از اله گر همین خواهی ز کس چیزی مخواه گر نخواهی من کفیلم مر تو جنت المعبا و دیدار خدا آفرین آقای شهبازی خیلی دارم رو خودم کار میکنم بعد یکی یکی من ذهنی خیلی قوی داشتم یکی یکی دارم اون نقصامو شناسایی میکنم و سعی میکنم که اینا رو بندازم آفرین. الانم در حال حاضر که باتون با صحبت میکنم یه همانیدگی خیلی بزرگی که سالها با من بود در حال انداختن اون هستم آفرین آفرین نمیتونم بگم مثلا کامل الان دیگه خیلی حالم خوبه مثل حالا بقیه دوستان که تماس میگیرن نمیتونم بگم حالم خیلی خوبه ولی خیلی بهتر از قبل شدم خیلی بهتر از قبل شدم فقط هم به خاطر تکرار ابیاته یعنی همین که این ذهنیا صحبت بکنه هی hey, من میگم از تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش همین الان که توی چالشی هستم هی hey, با خودم شبان روز تکرار میکنم ابیاتو رو تکرار میکنم اینکه این ابیاتو این الان دارم تکرار میکنم که یادم رفت او را ننگرم یه چی ننگرم کس را باشد و ننگرم کس را و در هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم چو گرد عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع کافر بود آفرین خیلی دارم نفکتار تکرار میکنم حالم خدا رو شد نسبت به قبل خیلی بهتر شده خیلی بهتر شده امروز هم سر کار بودم فقط به خاطر اینکه بتونم بیام و تماس بگیرم چون سر کار نمیتونستم یه یه ساعتی زودتر اومدم خونه که بتونم جبران معنویرم انجام بدم آفرین خدا رو شد که گرفت خانم خدا رو شد که واقعا خدا رو شد که <applause> گرفت. شما یه ساعت زود اومدین نمی گرفت خیلی ناجور می شد <applause> حالا نمی گرفتم تسلیم بودم می من قسمت نبوده خیلی خوب عالی <applause> آفرین آفرین از خیلی ت... خیلی تشکر می کنم. بعد یه چیز دیگه می خواستم آقای شفازی بهتون بگم برنامه <applause> شما که خیلی به من کمک کرده ولی این برنامه پیغام های تلفنی بی نهایت به من کمک میکنه آفرین. اصلا خیلی وقت من این پیغام های تلفنی رو که گوش میکنم همینطور فقط اشک میریزم اصلا من فکر میکنم برنامه پیغام های تلفنی بیشتر به من کمک میکنه آفرین آفرین بله بله, بله باید هم اینطوری باشه خب مردمی ای که شبیه شما هستن بله. پیشرفت میگن در زم ابیاتی رو هم میخونن خب شما میگی من چرا نه پیشرفت نکنم منم مثل اینا دقیقا درسته بله. خیلی به من کمک میکنه از پیشرفتشون بی نهایت خوشحال میشم و سر کار کردم از طریق قرف گندی حضور من برنامه شما رو گوش میکنم بعد یه چیز به دیگه آقای شهبازی من بله. توی این هشت ماه صبح از خواب بیدار میشم تلویزیون رو روشن میکنم تا شب که میخوام بخوابم فقط برنامه شما رو نگاه میکنم بعد آخوی. دیدم خب مثلا من میرم سر کار میام تلویزیون رو روشن میکنم یا مثلا حالا کسی بیاد کاری داشته باشم جست و گریخته گوش میکردم خب به هر حال در طول روز پیش میومد یه کاری برای من پیش میومد بعدش من مثلا نگاه میکردم ولی از برنامه 993 متحد شدم که اینا رو از طریق گوشیم یعنی کامل حتی از برنامه 993 تا الان هر کدوم و چندین بارم گوش کردم آفرین آفرین آقای شهبازی خیلی خوشحال شدم وقت شما و بقیه نمیگیرم ممنونم ازتون از خیلی خیلی ممنونم خدا حافظ شما عالی خدا حافظ چک متشکرم خدا نگهدار بفرمایید سلام آقای سلام علیکم خسته نباشیم ممنون از برنامه قشنگتون ممنونم شما ببخشید آقای زین لیلا هستم البته الان کرش هستم هم دفعه اولشه میخواست با شما صحبت کنه اگر اجازه بدید بله بله خواهش میکنم گوشی خدمتون با اجازه از خواهش میکنم ممنونم الو بله سلام سلام از ما آقای شهبازی حال شما خوبه؟ خیلی خوب بله ممنونم مریم هستم از کرک مریم خانم بله مادر اه... لیلا. لیلا هستیم ماشالله بله خواهشی بله شما... باید خیلی خوشحال بشین مولانا کرم شما باعث شد که بگیره زود حال شما خوبه؟ خیلی خوب بله ممنون. بله، ممنون گفتم زنگ بزنم حالتون بپرسم به داخره از عددی کرده باشم بله ماشاءالله به شما که دختری مثل لیلا داریم خواهش میکنم خواهش میکنم خواستم دو تا بیت وقتتونو زیاد نگیرم بفرماید. بخونم بله، بله، بله. جبران بله. کرده باشم ممنون. خواهش میکنم ممنون. در اگر بر تو ببندد مرا صبر کن آنجا به پس صبر تو رو او بر سر صدر نشانم و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها ره پنهان به نمایت که کس اون راه نداند آفره. با این بیتا من لیلا رو اونجا سالای اول که رفته بود نگه داشتم که دیگه هم گوش کرد و موند اونجا و الان هم که انو پونزده سال ما گوش میکنیم این برنامه زیبا رو و ازش استفاده میکنیم ممنونم آفرین خواهش میکنم خواهش میکنم خب کاری نداریم این حساب ممنونم نه. شدم لیلا خانم کاری نداره تماس بگیرم لیلا میگم کاری نداره نه نه ممنونم نه خواهش میکنم شما خدا حافظ شما ممنونم از برنامه قشنگتون ممنونم خدا نگهدار خدا حافظ شما خدا حافظ شما. گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی حسدگی، دل دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. بله بفرمایید الو سلام خوبه آیشه عبازی بله بله سلام خواهش میکنم بفرمایید قربان شما زنده باشین خدا قوت های شهبازی ممنونم خواهش میکنم بفرمایید ممنونم زنده باشین واقعا شما نبودین من کجا بودم نمیدونستم آقای شهبازی خواهش میکنم بفرمایید اه قطع شد خب دیگه بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم آقای شهبازی عزیز خواهش میکنم لطف داریم بفرمایید آقای شهبازی من یوسف هستم از استان فارس شهرستان و خواهش خواهش میکنم لطف داریم بفرمایید آقای یوسف والا با خودم داشتم زمزمه میکردم میگفتم تا آقای شهبازی ما رو نطلبه نمیتونیم باش در تماس باشیم خیلی پشت خط هستیم و متاسفانه این زمزمه که اومد بالا که آقای شهبازی باید ما رو به طلبه تلفن گرفت خدا رو شد <تصفح> ممنونم حالا. ما سعی میکنیم که بتونیم دسترسی به شما داشته باشیم ولی خب یک باید قسمت بشه دیگه بفرمایید خدا رو شد که قسمت شد ولی من <applause> یه مقداری حیجان <applause> زده شدم امیدوارم که بتونم باتون ب... یه جوری صحبت بکنم که پیامم خدمت شما بتونم عرض کرده باشم بفرمایید بر یه نفس عمیق بکشین راحت صحبت کنید من یه قلو باب بزنند اوستقایی میکنم ببخشید استاد قبل از هر چیز من میخواستم یه یه شعری از نسیم آشتی فریدون مشیری رو خدمتتون بخونم اگه اجازه بفرماییم خواهش میکنم بفرمایید این تقدیم حضور شما که در وضع شما شماها و امثال شماها سروده شده و امیدوارم که مورد پسند شما واقع بشه باری باری اگر روزی کسی از من بپرسد چندی که در روی زمین بودی چه کردی من میگشایم پیش رویش دفترم را گریان و خندان بر سرم را آنگاه آنگاه میگویم که بذری نو فشانده است تا بشکفت تا بردهد بسیار مانده است در زیر این نیلی سپهر بیچرانه چندان کیارا داشتم در هر ترانه نام بلند عشق را تکرار کردم با این صدای خسته شاید خفته ای را در چارسوی این جهان بیدار کردم با این صدای خسته شاید خسته ای را در چارسوی این جهان بیدار کردم من مهربانی را ستودم من با بدی پیکار کردم پجمردن یک شاخ گل را رنج بردم مرگ قناری در قفس را قصه خوردم و از قصه مردم شبی صد بار مردم شرمنده از خود نیستم گرچون مسیحا آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن من با صبوری بر جگر دندان فشردم اما اگر اما اگر پیکار با نامخردان را شمشیر باید میگرفتم بر من نگیری من به راه مهر رفتم در چشم من شمشیر در مشت یعنی کسی را می توان کشت در راه باریکی که از آن می گذشتم، تاریکی بیدانشی بیداد می کرد ایمان به انسان شبچراغ راه من بود شمشیر دست اهر من بود تنها سلاح من در این میدان سخن بود شعرم اگر در خاطری آتش نیفروخت اما دلم چون چوب تر از هر دو سر سوخت برگی از این دفتر بخون برگی از این دفتر بخون شاید بگویی آیا که از این میتواند بیشتر سوخت شبهای بی پایان نخفتم پیغام انسان را به انسان باز گفتم حرفم نسیمی از دیار آشتی بود در خارزار دشمنی ها شاید که توفانی گران بایست میبود تا برکند بنیان این اهریمنی ها پیران پیش از ما پیران پیش از ما نصیحتوار گفتند دیر است دیر است تاریکی روح زمین را نیروی صد چون ماه ندایی در کبیر است نوحی دیگر میباید و طوفان دیگر دنیای دیگر ساخت باید وزنو در آن انسان دیگر اما هنوز این مرد تنهای شکیبا با کوله بار شوق خود ره می سپارد تا از دل این تیرگی نوری برارد در هر کناری شمع شعری می گذارد اعجاز انسان را هنوز امید دارد تقدیم حضور شما استاد گرامی آقای شعبازی عزیز خیلی ممنون خیلی لطف فر... فرمودید خب وقت دونم که تمام شده ازمیدیم باتون خداحافظی کنم اگر صحبت دیگه ندارین بریم سراغ بیننده های دیگه آقای شعبازی عزیز من اذخواهی میکنم خدمتت که آرزم فقط میخواستم از شما بزرگ بار یه تشکری بکنم و از آقای دکتر گلچایی عزیز که باعث و بانی این مسئله شد که من بتونم با برنامه شما آشنا بشم و با آقای محمد جعفر مصطفی و تشکر میکنم از این سه عزیز بزرگوار و روح استاد مصفا هم شاد باشه بیش از این مدامتون نمیشه خواهش میکنم عالی خدا حافظ شما خدا نگهدارتون باشه سالم باشین خدا بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام سلام علیکم آقای <applause> شهر سلام بفرمایید آقای شهبازی اعظم هستم اعظم از مراقب بله خواهش میکنم بفرمایید بستی آقای شهبازی ممنونم از شما بله بفرمایید شد با خودم از براتون گریه نکنم تو وایسم گفته بودم فقط خنده کنم با هاتون صحبت خواهم کرد آفرین از که وقت شدم به شما خدا رو شکر خدا رو شکر خواهش میکنم آقای شهبازی من داستان زیادی دارم و فقط اینو میتونم بگم که شما منو زنده کردین واقعا به زندگی براتون با شعر بزنیم با شادی بگم چون عهد بستم که گریه نکنم مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد مرا گولیست با جانان که جانان جان من باشد مستم کن مستم کن شادم کن شادم کن زکار که من اگر گندم براید از آن نانگر پذی مستی فضایت فقط جنال شهوزی ببخشید اگر صدا میوبل از یا اشعارم به ترتیب نباشه تو واسه بهتون گفتم از من به هیچ آدابی مجونی خواهش می چون هست اون که شما قربونتون برم بلایی چون شما هر سری که برنامه داریم من همینجوری میشینم واسه خودم مینویسم یعنی فکر کنم اقرار باشه اگر بگم به اندازه برنامه هاتون ولی به هر وقت شما برنامه داریم من میشینم همینجوری پشت میز مینویسم واسه خودم شعرهایی که وقت میگین یا میاد به ذهنم عیدی که دارم فقط آدرس عویات رو درست نمی نویسم نمی دونم همجوری آشغانه واسه خودم یه دل های رو می نویسم آفه. جناب سهبازه من با شما با بیماریم با سرطانم آشنا شدم البته قبلش به عنوان من ذهنی همجوری می اومدم برنامه گنج حضور رو نگاه می کردم. واسه خودم کلاس می که آها من گنج حضور می بینم یه شعرهایی رو حفظ میکردم ولی واقعا آقای شهبازی سر خدا نمیشه کلاه گذاشت واقعا نمیشه گذاشت به <applause> دنبال خدا گشتم و فقط خودم را یافتم خودم را جستجو کردم و فقط خدا را یافتم در ظرف وجودم نه به قضاوت قضا فضا می میدهم نه به نگرانی و ترس و خشت بلکه جا باز می کنم برای هر آنچه از جنس عشق است چون خدایم عشق است هر کسی دور ماند از اصل خیش باز جویت روزگار وست پیش جستجوی از ورای جستجو من نمیدانم تو میدانی بگو از خدا غیر خدا را خواستم زن افسونیست و کندی به من نگر به من نگر که جز من به هر که در نگری یقین شود که ز عشق خدای بی خبری گفت مرا عشق کهون از بر ما نقل نکن گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم آنچه گوید نفس تو که اینجاست بد است نشنوش چون کار او زد آمد است زندگی یعنی بخند زندگی یعنی بخند هر چند غمگینی ببخش هر چند مسکینی فراموش کن هر چند دلگیری اینگونه زیبا می شدم جناب شهبازی چون تمامی اینها از خدایی انسان می آید مگر خدا از من دلگیر نمی شود ولی باز می بخشد مگر خدا از نادانی و ناسپاسی بندش که من باشم قمگین نمی شود می شود ولی چون خدا و در نهایت مهربان لبخند می زند بر من هر صبح بیدار که می شوم. هر شب موقع خواب مگر خدا با من نیست مگر خدا از اصراف و نادیدنهای من از تراوانی نعمتش را که انکار می کنم مگر چشم پوشی نمی کنم. و فراموش نمی کند ناشکری های من را مگر آغوش خدا هر ساعت و هر زمان و هر مکان برای بازگشت من باز نیست چرا هست کافی فقط او را در خودم احساس کنم پس می خندم و می خندم و می رقسم و می رقسم. پای کوبی می کنم تا خدای مهربانم و طالب شادی مخلوقش من را ببیند و شاد شود و بگوید این بنده من لایق بخشش و عفت و مهربانیست بگذار بر این بنده شاکر ببارانم بگذار بر ایمانش با نشان دادن خداییم افسون کنم و در این هنگام است که درها به رویم باز می شود باران بر زندگیم می بارد فصل باران است و ما جو می کنیم از ورای وف دستی میزنیم ابرها آوستن از دریای عشق ناز ابر عشق هم آوستنیم تو مگو مطرب نییم دستی بزن تو بیا ما خود را مطرب کنیم گاهی کر و کور و لال بودن را دوست دارم واقعا دوست دارم جناب شهباز ناظر بودن را دوست دارم ساکت بودن را دوست دارم چون وقتی نمی بینم نمی شنوم نمی آنگاه خدا به میدان می آید و به جای من حرف می گوش می و در نهایت عمل می کند آن وقت است که من میخندم و می رخم. چرا که این شادی خدایی این عشق الهی است تو خود عشقی تو بخششی تو فراوانی هستی تو سلامتی هستی تو عین مهربانی هستی تو نبین که بر درختی یا به چاخ تو مرا من ببین منم نفتاز راه. شاد باشو فارغ و ایمن که من آن کنم که تو باران با چمن میدونم شاید این وسط یه چیزایی رو میپرونم جناب شهر وزی. من شادی بی سبب را یافتم چون همیشه خدا را در کنارم احساس می کنم. من دیگر حرف نمی قضاوت نمی کنم، نظر نمی دهم. من از خوشحالی خدا خوشحالم. من در خواب، در روز، در شب مستم و مستم. گاهی کسانی در اطرافم سرکشی من را به تمسخر می دیرند و واقعا قضاوتم می کنند دیدم شنیدم میگویند به استفاده از موادی که مثلا میگویم فکر است و مستی می آفرینند شنیدم که میگویم این دل خوش است یا خورده یا زده و آنگاه باور کنید جناب شهبازی من بیشتر شاد و سرمس می شود چرا <محن> که خودم می دانم مستی من خماری صبح ندارد پایانی ندارد بلکه بیشتر و بیشتر میشود با ساز تو می رخصم. خدایا نه با ساز خودم یا ساز دیگران چرا که میدانم دانم ساز تو پوک دارد ساز من و دیگران ناکوک می نوازد. شما را در ویسی آقا جانم خطاب کرده بودم شما آقا جان من هستید جناب شهبازی مگر یک پدر برای دخترش چه کار می کند جز بزرگ کردن و تربیت کردن تو مرا بزرگ کردی تو مرا تربیت کردی موجزه به چه میگویی مگر موجزه نیست هرچه بیشتر میخندم به خدایی خدا هرچه بیشتر شکرش میکنم نعمت و فراوانی و سلامتی بیشتری به سراغم میآید باور کن دیگر خسته نیستم دیگر خواب آلود نیستم همیشه هوشیارم و بیدار دیگر دردی ندارم دیگر قرین ها را انداختم دیگر گدا نیستم گدای محبت و دیده شدن نیستم به من گفتی آموختی باید چه کار کنم میدانی چه گفتی به من گفتی کار کن باید دستت جلوی همسرت براز نباشد رفتم شروع به کار کردم دیگر نمیدانی هیچ وقت احساس نیاز مالی ندارم برکت در کیف من وارد شده قانون های جبران را ادا می کنم. جانم هم شفا یافته باور کنید. یک بیماری که چهار سال شیمی درمانی شده الان فعالترین گروه فرد, هست. فرد گروه هستم به من گفتن ممنوعیت کار داری دستت ممنوع است نباید کار کنید. باور کنید شروع به دفت نوازی کردم امشب منم مهمان تو دست من و دامان تو یا قفل در وا می کنی یا تا سهر دست میزنم. شبم ذکر است روزم ذکر است ذکرم چیست فقط شکر و سپاس فقط شکر و سپاس نه برای خوب آمدن هایم باور کنی برای بدترین اتفاقی که من به آن می گویم بدترین چون من الان آن را بدترین می بینم به مرور زمان میبینم آن بهترین اتفاق من بوده است مم. شکر و سپاس شکر و سپاس حیلت رها کن آشقا دیوانه شو دیوانه شو من در بر آتش درام پروانه شو پروانه شو رو سینه ها را چون سینه ها هفتاد شو از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو روشنی روز توی شادی قمسوز توی ماه شب افروز توی ابر شکر با گفتم دلم از تو بوسه ای خواهان است گفتم که بهای بوسه ما جان است غیر رویت هر چه بینم نور چشمم کم شود هر کسی را راه مده پرده مجگان من یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمیدارم زیرا که توی کارم زیرا که توی بارم جان من و جان تو گویی یکی بوده سوگند بدین یک جان که از غیر تو بیزارم به من نگر به من به هر که نگری یقین شو یقین شو که ز عشق خدا بیخبری فیل تو، توست توس این گسته های دم بدم اینو داره به من میگه اصلا مولانا اینو واسه من گفته من به مولانا هر وقت رجوع کردم غیر ممکن بوده بیتی نیاد شعری نیاد که وصف حال من نباشه فعل توست این گسته های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم به خدا به دوست دارم فریاد بزنم به همه معنی قد جفل قلم رو بگم قریب المنون رو بگم من دیدم واقعا به چشم خودم دیدم واقعا دیدم تا نشوی مس خدا قم نشود از تو جدا جناب شخبازیم من از شما آزادی یاد گرفتم رهایی یاد گرفتم کاش میدانستی چه لذتی میبرم من دیگر تلویزیونم برنامه دیگری پخش نمیکند گوشیم برنامه دیگری پخش نمیکند سرگردان این ور و اون ور نیستم معنی دار شده زندگی من Okay. ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و قال را عاشق خنده ها جناب شهبازی کسی که زنگ میزنن گریه میکنن با تمام وجودم درکشون میکنن میدونیم چرا چون از خودشون رد شدن جناب شهبازی رد شدن از خود خیلی سخته خیلی سخته یعنی منی که به عنوان کسی که زمانی به خودم میبالیدم به ورزشکاری میبالیدم به دانشم به شعر گفتنم به کارایی که از دستم برمی اومد، به خوراک خوردنم به این رژیمم به اون رژیمم نگو هیچ کدوم معنا نداشته نگو هیچ کدوم را با فهم و شعور انجام نمیدادم ای دلت را خدای نرم کنان دلم نرم شد این دعای خوش است آمی کن. حکم حق گستر بهر ما بساد تا بگوید از طریق ام بساد احتماع کن احتما کن احتماع اصل دوا آمد یزید احتماع کن قوت جان را ببین نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خیش را بنمودند هرچ از وی اینم باز داره به من میگه به من میگه هرچ از وی شاد گردی در جهان از فرق او بیندیش آن زمان زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و باد شد جناب شهر خیلی دوستتون دارم خیلی دوست دارم با هاتون حرف بزنم خیلی زیبا شما نمیدونید خیلی موجزه این جناب شهر خیلی, خیلی موجزه خیلی خوب دیگه با خدا خداحافظی کنم نزدیک, نزدیک که نزدیک نه پونزده دقیقه صحبت کردیم ماشالله باشه اولش که یه نکردم خندیدم براتون خیلی ممنون لطف فرمودین عالی عالی خداحافظی میکنم با اتون تا بعد خدا نگهداری شما خدا نگهداری شما خدا. متشکرم بفرمایید الو سلام استاد بله سلام علیکم خواهش میگونم خوب هستین شما خوب بله تلویزیون رو خاموش کنید از طریق تلفن صحبت کنید خوب بخشید یه ببخشید ببخشید من شیما هستم از تهران خانم شیما تلویزیون تا خاموشه کردم بله خاموش کردم خوب هستید استاد بفرمایید بله دیگه اطلاع خوب شه. دیگه آخرهای برنامه است من نمیدونم شما بهتر میدونید <تصفح> <تصفح> خسته نباشه میدونم که میدونم که خسته اید دستاتون رو میبوسم روتون رو میبوسم فقط خواستم بگم که باز میخوام ببخشید خواستم بگم که شما در من شیمای جدیدی به وجود آوردید خواهش میبونم هر وقت که دوستان زنگ میزنن به شما میگن استاد پدر الان این خانوم بودن که شما آقا جانشون هستید ولی من میگم آقا شهبازی تراپیست من هستن من هر وقت حضورم کم میشه هر وقت که از خودم فاصله میگیرم استاد شما من نجات میدید آفرین اصلا هر متنی که آماده کرده دارم میلردم هر متنی که آماده کرده بودم که در مدح شما از بزرگی شما جناب مولانا بگم اصلا همه همه رو یادم رفته استاد خواهش میکنم فقط این که جناب برنامه شما همسن پسر منه من سال 85 با برنامه شما آشنا شدم ولی اون موقع انقدر من ذهنی داشتم که تو اون موقع شما با نجوان رو عنوان میکرد من اون موقع من ذهنی به من اجازه نداد که گوش کنم اما دو سال نزدیک کنکور پسرم که بود خواهرم موجود برنامه شما رو به من معرفی کرد و از اون موقع بعد من دارم دنبال میکنم آتی به من میگه مامان کاش که تو زودتر به آقای شهر آشنا شده بودی خوب. اصلا انقدر من تغییر کردم انقدر اون شیمای درون بد من خشم من اون من منوی ذهنی بد من ازم دور شده و به خانوادم نزدیکتر شدم اصلا. حالا بهتره خیلی بهترم خشمم کم شده ترسم کم شده اون رو رو خودم گذاشتم میگه تنبل نیستم دیگه همش انگشت اشارم به سمت همسرم و دیگران نیست رو بیشتر رو خودم استاد آفرین آفرین رو میبوسم میکنم می لطف دارین ممنونم آفرین اصلا بسنم. امروز از افتاد امروز با یه حال دیگه ای. من تماس گرفتم دفتر رو, رو سررسید پس کردم و گفتم که اگه این بارم استاد جواب تلفن منو نده یعنی من اون رو من این و گرفتم. خواهش میکنم خواهش میکنم ببخشید ببخشی. خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید ان که یعنی اینکه عمرتون جاویدان باشه راهتون پر راه باشه تمام انرژی های خوب که به ما میدید ان شاءالله صد برابرش بیاد به خودتون استاد میبوس امروتون رو تون آم. ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگهدار خدا حافظ بفرمایید تورو من واقعا انقدر خوشحالم نمیدونم چی بگم یه لحظه و وصل شد برنامه از کجا زنگی میزنید من الهه هستم از غزمین تماس میگیرم خانم الهه بله بله بعد بله آقای شهبازی من تقریبا از تابستان سال همین 1402 و دو برنامه شما رو تقریبا جدی دنبال میکنم برای من واقعا اصلا باور کردنی نبود که بتونم دنیا رو یه جور دیگه ای درک بکنم آفره. ببخشید من خواهش میکنم نه نفس عمیق بچیچین نفس عمیق تا سه هم بشمارین بله. نه. چون واقعا مثلا چیزایی که شنده بودم فکر میکردم فقط یه مثلا افثانه ها ممکن اتفاق بیفته که یه آدم دید بتونه ذهنش کاملا ساکت بشه یا که بتونه کاملا اطراف خودش رو بازه نه من یه داستانی خونده بودم از یه نویسنده که اون وقت ذهنش شده بود بعد از اینکه در واقع دروهای پدر رو در کودکی میبینه اون وقت ذهنش شده بود و آرامش پیدا کرده بود که میتونه توی پارک بشینه و فقط از اینکه اجزای اون پارک رو میبینه یعنی درخت و ام تمام چیزایی که داخل اون پارک وجود دارن و تمام لذت وجودیش رو ببره من فکر نمی کردم این بتونه واقعیت داشته باشه یعنی بعد یه روزی با خودم گفتم که واقعا اگر این هرها آرزی انسان میتونه باشه که آدم بتونه همچین در واقع حالتی برسته که بتونه واقعا اون لذت رو ببره من میخوام که این آرزون باشه و وقتی که نمیگم صد درصد ولی تقریبا تونستم یه همچین حالتی رو متوجه بشم که هست با دیدن برنامه شما یعنی واقعا دیدم که فکر نمی کنم چیزی لذت بخشه از اون بتونه باشه توی جهان اینو من با یقین الان میتونم بگم آه و اونقدر قلب من مشاق بود که چون بتونم میه همچین در واقع این سکوت ذهنی این در واقع آرامش رو پیدا بکنم ناخداگاه توسط که دوستان این برنامه به در واقع معرفی شد بعد این برنامه رو من تا چند جلسه از طریق سایت میگم تلویزیونم ندارم مشاهده کردم بعد قسمت اول رو دیدم در واقع حالا شمارش دقیق یادم نیست دیدم و همینجور گفتم فقط گوش بدم و سعی کنم چیزی راجبش فکر نکنم و بعد قسمت بعدی و همینطور قسمت بعدی که دیدم یدفعه یه ماه گذشته و همینجوری اون اتفاقی که شما دارید میگید داخل برنامه ها به این در واقع فاصله میافته و منی که در واقع ذهنم پر از فکرهای مختلف بود و متاسفانه حالا توی زندگی تجربه در واقع افسردگی هم قبلا داشتم اصلا فکر نمی کردم که مثلا یه روزی بشه که این بتونم صدای خودم رو بازه بشنوم یعنی تنها صدا صدای بازه خودم باشه <applause> بتونم یک فکر داشته باشم اون لحظه و این خیلی برای من عجیب و شگفت بود و دیدم که واقعا اون حال داستانی که قبل نخونده بودم که یه نویسنده در واقع این اتفاق براش افتاده دیدم که نه به این میتونه باشه به این خاطر که من آخر متوجه شدم که آخرای در واقع برنامه تلویزیونی هست گفتم که حداقل تشکر خودم از شما بکنم ممنونم و اینکه اون لحظه که این اتفاق میفته من میدونم که به لحاظ جسمی در واقع ما ها کنار هم دیگه نیستیم در واقع من شما و کسانی که این چیزی که من میگم و شما میگید و در کردن به لحاظ جسمی کنار هم دیگه نیستیم ولی انگاری یه اتصالی بینمون رخ داده اون لحظه انگاری به قول شما میگید که از در واقع این ده من ذهنی آدم وارد میشه به شهر زیبای یکتایی اون لحظه احساس میکنم همه کسایی که در واقع این مفهوم رو درک کردن کنار هم هستیم توی شهر یکتایی هستیم هرچند میگم علاوز جسمی کنار هم نیستیم ولی انگاری این اینو یه جورایی درک میکنم که مثلا پیش همدیگه ایم و خود. دیگه کلمات فکر نمی کنم اونقدر قدرتی داشته باشم برای تشکر من از شما این کنم من بزرگتر هدیه که گرفتم توی زندگی هدیه بود که شما به من دادین دیگه ممنونم. از طریق این برنامه خیلی خوشحالم من خود. از شما ممنونم خب چیزی دیگه میخوایم بگیم بله خواهش میکنم نه،, نه اگر تایم من تموم شده که من بدرود میگم بله تایم چون تمام شده پس با اتون خداحافظی کنم عالی بود عالی متشکرم متشکرم واقعا در به من هستیم یه دنیا ممنون همین خدا نگهت خداحافظ شما خدا خب با اجازه برنامه رو در همین جا تمام میکنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی دل دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید